بفرم. با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه نمایندگی منطقه جنوب آلمان رو در تاریخ 24 آپریل سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیش رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. جناب آقای مهدی کریمی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه 1401، جناب آقای امیر حسین کریمی با بررسی کنوانسیون حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع تحصیل دانش آموزان روستایی، سرکار خانم مریم افتخار با موضوع فعالین حقوق بشر در ایران، سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع نقش سپاه پاسداران در توافق برجام و جناب آقای آرشا کچویان با موضوع حق آزادی قلم و اندیشه نویسندگان و وبلاگ نویسان. و در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع حق حیات اعدام. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدا از آقای مهدی کریمی دعوت می‌کنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه 1401 را به اطلاع شما عزیزان برسونم. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست. جناب آقای کریمی لطفاً با یک علامت دست منده را بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. خواهی میکنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران محترم و تمامی عزیزان مهمان در جلسه. امروز در خدمتتون هستم با مهمترین اخبار فروردین ماه 1401 و گزارش نقضمون از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی منطقه جنوب آلمان. در نهم فروردین ماه خبری منتشر شد مبنی بر هزار کاج خودشیده کاشمر. جنگل‌های پیرامون امامزاده سید مرتضی کاشمر یکی از مهمترین سرمایه‌های این شهر محسوب می‌شود. حدود 100 هکتار کاجستان جنگل سید مرتضی که از سالیان گذشته و از حدود دهه 1330 برای ما به یادگار مانده، اما مدتی صحبت‌ها و اعتراضاتی از سوی فعالان محیط زیستی در خصوص اینکه بسیاری از درختان کاجستان به دلیل بی‌آبی خشک و از بین رفتند. با پیگیری‌هایی که در خصوص کاجستان 50 هکتاری صورت گرفت، مشخص شد حفظ، حراست و نگهداری آن ابتدا با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوده، اما به دلیل ناتوانی در نگهداری مطلوب از آن بالغ بر 2000 تا 3000 اصل درخت بر اثر گرما و تنش‌های آبی در همین سال خشک شد. تا کنون بیش از 1000 اصل درخت کاج در قسمت واگذار شده به اوقاف طی چند سال اخیر به دلیل کوتاهی‌هایی که در آبیاری صورت گرفته خشک شدند و باقی نیز در حال خشک شدن می باشند. این خبر مغایرت دارد با اهداف سند 20 یونسکو، هدف 15، حفاظت، احیا و استفاده پایدار از جنگل‌های کوه‌ها، تالاب‌ها و نواحی خشک. وضعیت جسمی زندانی سیاسی خانم مریم اکبری منفرد در زندان سمنان رو به وخامت می‌باشد. دهم فروردین 1401 بیش از 11 ماه است که زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد از بیماری کبد رنج می‌برد.
اما به دستور وزارت اطلاعات به وی مجوز مراجعه به پزشک خارج از لبنان داده نمی شود. همچنین به دلیل وضعیت و مشکلات جسمی این زندانی سیاسی، پزشک زندان غذای خاص بیماران کبدی را برای او تجویز کرد. اما از 11 ماه پیش تا کنون به درخواست های وی برای تهیه غذای مناسب و مراجعه به پزشک متخصص پاسخ مثبت داده نشده است. این خبر هم مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 محاکمه قانونی برای همه، حق محاکمه قانونی برای همه، و ماده 25 حق خوراک و مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. چشمه کوهرنگ که آب 5 شهر را تامین می کند خوش شد. استانهای مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، هرمزگان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. ولی اینکه استان مازندران در کنار نام استانهایی چون اصفهان و یزد و سیستان و بلوچستان قرار گرفته است جای تأمل دارد. بعد از خوش شدن زاینده رود شاهد بودیم که چشمه کوهرنگ که آب شرب 5 شهر و 34 روستا را تامین می‌کرد با کاهش شدید آبدهی مواجه شده و جریان چشمه به طور کامل خشک شده است. چشمه کوهرنگ جایی است در چهارمحال بختیاری که هم آب معدنی آن معروف است و هم دشت لاله های واژگونش در بهار گفته می شود. گفته می شود 10% از کل آبهای کشور از جمله سرچشمه دو رودخانه بزرگ و حیاتی یعنی زاینده رود و کارون در این شهرستان از قلل سر به فلک کشیده زرد کوه بختیاری سرچشمه می گیرد. دلایل خشک شدن این چشمه از کاهش بارندگی آغاز می شود و تا تمام شدن یخچال های زرد کوه ادامه می گیرد. البته سدهایی هم که به قول معروف سپاه پاسداران در اطراف این کوه به قول معروف زده علل خشک شدن این چشمه هم شده. این خبر هم مغایرت داره با اهداف سند BC یونسکو، هدف 6 تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه. اخیرا ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد اهالی روستای سرصحرای خواجه انور از توابع دهدز شهرستان ایزه در سایه بی‌توجهی مسئولان جهت احداث پل در شرایط خطرناک با کمک کابل از رودخانه عبور می کنند. فقدان پل ارتباطی اهالی این روستا را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. از این نیز ویدیوی مشابه از این روستا منتشر شده بود که نشان داد معلمی برای رفتن به سر کلاس درس با کمک کابل از رودخانه رد می شود. این خبر هم مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. 600 روز بازداشت گزارشی از آخرین وضعیت آقای جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی پس از 7 ماه بیخبری با خانواده خودش تماس گرفتند. به گفته خانواده وی آقای شارمرد که از مشکلات تنفسی رنج می‌برد در زندان‌های ایران با مشکل فشار خون مواجه شده و از خدمات درمانی محروم است. وی حدود 600 روز گذشته را در سلول انفرادی در بازداشت به سر برده و مرتبا مورد بازجویی قرار می‌گیرد. غزاله شارمهد دختر آقای شارمهد با انتشار مطلبی در صفحه خود از تماس تلفنی پدرش با خانواده پس از ماها محرومیت از تماس خبر داد. به گفته وی آقای شارمهد در یک سلول انفرادی به سر میبرد و هر روز مورد بازجویی قرار گرفته و مجبور به امضای برگه‌هایی شده است. گفتنی است که جلسه اول و دوم و سوم دادگاه ایشان در بهمن و اسفند ماه 1400 برگزار شد. این خبر مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده 9 عدم توقف، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، و ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های و خدماتی لازم اجتماعی برای هم. در 19 فروردین ماه 1401 آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان و نماینده آقای علی خامنه‌ای در این شهر در سخنانی تفرقه انگیز گفت باید خود مردم امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند. اگر تنهایی امکان انجام این کار را ندارید، چند نفره بروید و بساط روزخاران را برهم بزنید. او پیش از این نیز در اصلاحاتی که مروج بیقانونی در جامعه است، از مخاطبین خود در نماز جمعه خواسته بود فضای جامعه را برای کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند ناامن کنند و اجازه ندهند به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها حاضر شوند، که منجر شد به همون اسید پاشی که تو اصفهان چند تا از خانم‌ها مورد اصابت قرار گرفتن. این خبر هم مغایرت داره با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوالات شخصی، و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، مالی، فرهنگی. با انگیزه ناموسی قتل یک زن توسط برادرش در آمل، جسد این زن 12 فروردین در زمین‌های کشاورزی و شادیزار روستای حسین‌آباد بخش مرکزی کشف شد. هویت او سارا شادیفر 33 ساله، مادر دو فرزند و ساکن روستای حسین‌آباد آمل عنوان شده است. همچنین میتوان به قتل زینت مزیدی 20 ساله که توسط پدرش به بهانه تصمیم دخترش به متارکه برای بار دوم اشاره کرد. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ ها از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر ناشایست، رابطه با جنس مخالف یا ارتکاب زنا. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کنند. این خبر هم مغایرت داره با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، و ماده 28 حق دنیای آزاد. فریبا دلیر، خانم فریبا دلیر، نوکیش مسیحی، 27 فروردین ماه 1401 به اتهام اقدام امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره یک کلیسای مسیحی به 2 سال حبس محکوم شد و به زندان اوین منتقل داده شد. فریبا دلیر و 5 نوکیش مسیحی دیگر تیر ماه گذشته در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دادگاه انقلاب 13 آبان خانم دلیر را به 5 سال حبس محکوم کرد، اما حکم مربوط به او به 2 سال حبس تعزیری کاهش شد. همچنین در این پرونده همسر او و همراه 3 نوکیش مسیحی دیگر هر یک به جزای نقدی 50 میلیون ریال بدل از 10 ماه حبس تعزیری محکوم شده. نفر پنجم این پرونده که یک نوجوان 17 ساله است، تبرئه و آزاد شده است. همچنین میتونیم به نوکیش مسیحی دیگری که در همین تاریخ به زندان لاکان رش محکوم شده اشاره کنیم که نام به خانم سکینه بهجتی است. این خبر هم مغایرت داره با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، و ماده 18 حق آزادی عقیده. مصطفی نیلی وکیل دادگستری با اشاره به گذشت 2 سال از بازداشت موقت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، گفت که ادامه بازداشت موقت آنها صریحاً خلاف قانون است و هیچ کس
پاسخگوی وضعیت بد نگهداری آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 اوین نیست. بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات های آن سلب حیات است 2 سال است. اتهامات آنها افساد فی الارض است که مجازات آن می توان اعدام باشد. آنها همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند و به همکاری با مجاهدین خلق متهم شدند که خواهر علی یونسی آن را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه 60 عنوان کرده. لازم یادآوری است که سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آنان در 28 فروردین ماه 1401 برگزار شد. این خبر هم مغایرت داره با موارد اعلامی جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. روز 16 فروردین ماه 1400 یک دانش آموز مقطع ابتدایی با هویت عرفان کریمیان 12 ساله توسط معلم خود با جسم سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. از ناحیه سر دچار شکستگی شد. فاروق کریمیان، پدر عرفان کریمیان، در این رابطه گفته است که عرفان در مدرسه حکمت مشغول تحصیل بوده و سر فرزندش 6 بخیه خورده است. مطابق ماده 77 آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. بر همین اساس فاروق کریمیان، پدر عرفان، شکایتی از معلم زارب که آقای سبحانی به قول معروف خواهان ورود رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان در این موضوع شده است. این خبر هم مغایرت داره با موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 هم حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. خبرها بسیار زیاده است. تمام عزیزان خواهش میکنم اگر وقت داشتن سری به سایت کانون بزنن و از خبرهای بروز ایران با خبر بشن. خیلی ممنون از حسن توجهتون، از اینکه به من وقت دادید. ممنون از شما. سپاسگزارم آقای کریمی. بله، همونجور که خودتون هم فرمودید، متاسفانه اخبار نقض حقوق بشر خیلی زیاده و اگه بخوایم همه رو واقعا یکی یکی اینجا بخونیم واقعا ساعتها وقت میبره. و همونطور که فرمودید، دوستان اگه زحمت بکشن به سایت کانون مراجعه کنن، میتونن اخبار کامل و جامع همراه با تحلیل همه رو اونجا مطالعه کنن و در دسترسشون هست. از دوستان و همکاران عزیز، اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر، دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. متشکرم، سپاسگزارم آقای کریمی، خسته نباشید. از سخنران بعدی دعوت میکنم جناب آقای امیر حسین کریمی با بررسی کنوانسیون حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای امیر حسین کریمی، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. آقای کریمی، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی حضار عزیز، همکاران و کسانی که از طریق لایو یوتیوب با ما همراه است. سخنرانی امروز هم در مورد کنوانسیون حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. این قطعنامه، کنوانسیون توی قطعنامه 5536 در مورخ
25 نوامبر 1981 مجمع عمومی اعلام شد. این کنوانسیون 8 ماده داره که من متن کنوانسیون رو براتون میخونم و بعدش به تحلیل ماده هاش و بندهای هر ماده میپردازم. متن کنوانسیونش این هستش که مجمع عمومی با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شراکت و مساوات ذاتی در همه انسان‌ها است و اینکه همه کشورهای عضو متعهد شدند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل منظور حمایت و تشویق احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادی‌ها بدون تمایز از نظر نژاد و جنسیت و زبان یا دین به عمل آورند، با در نظر گرفتن اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر اصول عدم تبعیض و برابری در برابر قانون و حق آزادی اندیشه وجدان دین و عقیده را اعلام کرد. با توجه به اینکه بی‌اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی به ویژه حق آزادی اندیشه وجدان مذهب یا هر اعتقادی مستقیم یا غیر مستقیم جنگ‌ها و رنج‌های عظیمی برای انسان به ویژه در جایی که از آنها به عنوان وسیله مداخله در امور داخلی کشور استفاده می شود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملت ها می شود به بار آوردن. با در نظر گرفتن اینکه دین یا عقیده برای هر کسی به داشتن هر یک اعتراف می کنند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زندگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طور کامل احترام گذاشته و تضمین شود. با توجه به اینکه ارتقای درک، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضروری است و تضمین اینکه استفاده از دین یا عقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحد و مقاصد و اصول اعلامیه حاضر غیر قابل قبول است، با اطمینان به اینکه آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدف‌های صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی بین اقوام و حذف ایدئولوژی‌ها یا شیوه‌های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند، با توجه به رضایت‌مندانه به تصویب چند کنوانسیون رو به اجرا درآمدن بعضی از آنها زیر نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی برای حذف اشکال گوناگون تبعیض با نگرانی از نشانه‌های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی از نواحی جهان آشکار است، با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه‌های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده، این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام می‌داند. این متن دقیق این کنوانسیون بود. شما می‌تونید خود سایت کانون بخش کنوانسیون‌ها مطالعه کنید. حالا این کنوانسیون همونطور که عرض کردم 8 ماده. ماده 1 شامل 3 بنده اشاره داره به اینکه همه باید حتی آزادی اندیشه و دین و عقیده داشته باشن و هیچ کس نباید در معرض اجبار قرار بگیره. من 3 بندش رو میخونم، 3 بند ماده 1 رو، که دقیق آشنا بشید و بعدش مقایسه میکنیم اونو با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و باز با اینکه تو خود جمهوری اسلامی ایران چقدر بهش انجام میشه و پایبندم بگیم. بند 1 ماده 1 میگه هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشه. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا عقیده یا هر عقیده به انتخاب شخص و آزادی عام از فردی یا اجتماعی با دیگران رو به طور عمومی یا خصوصی برای ابراز دین یا عقیده خود به صورت عبادت، جا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشه. دومیش میگه که هیچ کس نباید در معرض اجباری قرار بگیره که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزن. و سومین بند ماده 1 میگه که آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیت‌های قرار بگیره که در قانون معین شده و برای حمایت از ایمنی، نظم و سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزادی‌های بنیادی دیگران ضروریه. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 13 نوشته شده که ایرانیان زرتشتی، کریمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشن که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. در اصل 26 هم اومده که اقلیت‌های دینی آزادن مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی
وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد. خب ببینید، اینجا اولین حالت تناقض به وجود میاد. خب چطور بر فرض مثال میتونن یک گروه بهایی، بر فرض مثال بهایی که جمهوری اسلامی طبق قانون اساسیش به عنوان یک اقلیت دینی نمیشناسه، ولی همون اقلیت های دینی که خود جمهوری اسلامی ایران میشناسه مثل مسیحی ها، چطوری میتونن یه گرد همایی بر فرض مثال داشته باشن طبق آیین های خودشون و اون گرد همایی و اون جمع شدن و آیینشون بر حسب موازین اسلامی باشه؟ چون که اومده که مشروط به اینه که بر موازین اسلامی پایدار باشه. خب اولین تناقضی که به وجود میاد تو خود قانون اساسی و در ادامه میگه هیچ کس نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد، که حالا در ادامه میپردازیم که آیا اصلا به این خود قانون اساسی عمل میشه یا نه. ولی ما میدانیم که این قوانین که قانونگذاران نوشتن در عمل به نحو دیگری انجام میشه. مثلا حتی مسلمان اهل تسنن هم تبعیضاتی براشون اعمال میشه، حقوق برابر ندارن، حالا چه برسه به پیروان دیگه. از بند یک ماده یک میشه به دستگیری بهایی اشاره کرد، یا همین دستگیری نوکیشان مسیحی که اخبارش رو زیاد میخونیم و به فوفور داره این اتفاق میفته و روز به روز هم بیشتر میشه فشار بر اونا، و از بین بردن کلیساهای خونگی یا نظارت شدید دستگاه اطلاعاتی و کلیساها و کنیساها و دستگیری خود ناباوران و دیگه اقلیت ها که در ادامه بهش میپردازن. یا بر فرض مثال همونطور که ما تو بند دو دیدیم، هیچ کس نباید در معرض اجبار قرار داد، ولی خب تو ایران متاسفانه میشه مثال زد از اجبار معلمان و کارمندان بهایی بر تغییر دین خود که جهت استخدام یا دانش آموزان بهایی که بهشون فشار اعمال میشه که دین خودشون رو عوض کنن تا بتونن توی دانشگاه تحصیل کنن. این از ماده یک. ماده دو تا بند داره که به طور خلاصه میگه که هیچ کس نباید در معرض تعصب و تبعیض در زمینه‌های دینی یا عقیده قرار بگیره. من دو تا بندشو میخونم دقیق براتون. بند یک میگه که هیچ کس نباید در معرض تبعیض هیچ کشور، مؤسسه، گروه، اشخاص یا شخصی در زمینه‌های دینی یا عقیده قرار بگیره. بند دو میگه که برای مقاصد اعلامیه حاضر عبارت تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده به معنی هر تمایز، محروم سازی، محدودیت یا رجحان بر مبنای دین یا عقیده است که مقصود یا تاثیر آن خنثا کردن یا تضعیف شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی بر مبنای برابر باشد. نگاهی بکنیم به قانون اساسی. توی قانون اساسی اصل سوم میگه نوشته شده که رفع تعصبات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، و توی اصل دوازدهم ذکر شده که به داشتن احترام و حقوق برابر ذکر شده. اما همونطور که میدونیم نه تنها این امکانات عادلانه فراهم نیست توی کشورمون، بلکه در خصوص مثلا تدریس، کسب و کار یا ازدواج حتی این نابرابری ها وجود داره. یه مثال هم که میشه زد که مقبرهای بهاییران رو اخیرا خراب کرده بودن که یکی از گسترده ترین تخریبای گورستان ها بودش توی شیراز و اونو تبدیل به فرنگ سرا کرده. یا همینطور میشه به اجبار نوکیشان مسیحی به اعتراف یا ندامت و پشیمانی از تغییر دین خودشون اشاره کرد، که در غیر این صورت اگر همچین احضار ندامت و پشیمانی نکنه همونطور که مطلع هستین یا به مرگ یا به حبس ابد نسبت حالا به جنسیتشون یا اون ارتدادشون به جرم ارتداد مجازات میشه. یا بر فرض مثال میشه به ازدواج عدم ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان اشاره کرد، در صورتی که مردان مسلمان میتونن با زنان غیر مسلمان ازدواج کنن. توی ماده سه میگه توی ماده سه که کنوانسیون اومده تبعیض بین انسان ها بر مبنای دین و عقیده بی‌حرمتی به حیثیت انسان ها و نقض حقوق بشره، که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به عنوان مانعی در رابطه دوستانه و مسالمت آمیز بین ملت ها محکوم شد. من میخونم ماده سه رو. تبعیض بین انسان ها بر مبنای دین یا عقیده بی‌حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد. و
و باید به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام شده و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملت ها محکوم شد. خب ما توی اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 22 حق امنیت اجتماعی میشه بهش اشاره کرد در مورد این ماده 3 این کنوانسیون، که مثلا وقتی ما یه جستجوی ساده توی اینترنت میکنیم توی مدت 43 ساله که جمهوری اسلامی هستش متاسفانه نقض این ماده رو به آشکارا و به وضوح میتونیم ببینیم. یا بر فرض مثال نامیدن یهودیان به صهیونیست توسط جمهوری اسلامی یا رهبر خیلی بارها رهبر ایران خیلی بارهای بار اینها این لفظ رو به کار بردن که یهودی ها رو به صهیونیست محکوم کردن و اونا رو نجس نیست. یعنی که مثلا جمله ای که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه از زبان مسئولان و رهبر ایران به وفور شاهدش بودیم که این جمله مصداق بارز یهودی ستیزی هستش و نقض میکنه این ماده 3 کنوانسیون و ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر یا فشارهای روزافزون بر اقلیت‌های دینی. توی ماده 4 دو بند داره و کشورها رو مخاطب قرار داده و ذکر شده که همه کشورها باید برای پیچگیری و حذف تبعیض بر مبنای دین و عقیده هر جا ضروری باشد قوانین رو در تمامی حوزه‌های مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وضع یا لغو بکنن. من سه ماده‌شو دقیق می‌خونم براتون. بند یک ماده 4 میگه همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض بر مبنای دین و عقیده در جهت شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در تمامی حوزه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات مؤثر انجام. بند 2 ماده 4 اومده که همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشگیری از هر تبعیضی در این زمینه به عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه‌های دین یا سایر اعتقادات در این مسئله تمامی اقدامات مناسب را انجام. خب ماده 4 ما میتونیم به هدف 16 ارتباط داره، هدف 16 با ماده 4 این کنوانسیون، هدف 16 یونسکو که در همین راستا هست و ترویج جوامع سرطرف و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح هست. تو مقدمه قانون اساسی هم همچنین اومده. قانون اساسی زمینه تداوم انقلاب را فراهم می‌کنه به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های بین‌الملل و همینطور اصل سوم 16 نوشته شده تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام تعهد نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان، یعنی روابط بین‌المللی فقط بر اساس منافع حکومت هست نه ملت ایران، که از بازی‌های المپیک و فعالیت‌های ورزشی تا روابط دیپلماتیک با کشورهای مسیحی و دیگر پیروان میشه بهش اشاره کرد. حالا تو همین قضیه باز حالا ما گفتیم که آقا این تمامی این قوانینی که اومده بر اساس منافع حکومت هستش نه ملت، یعنی از مستضعفان حالا کشورهای دیگه که مسلمان هستن حمایت بشه، از کسی کشور مسیحی حمایت نشه. ولی باز ما شاهدش هستیم که این چند سال اخیر باز همین روابط روی ایدئولوژی داره انجام میشه و حالا کشور ایران به عنوان کشور مسلمان که ادعاش میشه که جمهوری اسلامی از تمامی مسلمان و مستضعفان حمایت میکنه، باز هم شاهدش هستیم که میاد گزینش میکنه که از چه مسلمانایی باید دفاع بکنه از چه مسلمانایی نباید دفاع بکنه. مثال بارزشو میشه از حمایت از مسلمانان، عدم حمایت از مسلمانان چین اشاره کرد. وقتی که دولت چین داشت مسلمانا رو میکشت، خب ایران هیچ واکنشی نشون نمیده، چرا که روابطش مثلا با دولت چین تیره نشه، مثلا به مشکل نخورن با دولت چین. یا همینطور داغستان مال وقتی روسیه داشت مسلمان‌ها رو میکشت، بازم ایران سکوت کرد. یا مثلا شیعه افغانستان که به دست طالبان وقتی کشته میشن، ایران میدونید بارز نکرد این قضیه رو که بخواد محکوم کنه خیلی سریع دولت طالبان رو، چون یکی از حامیان دولت طالبان. یا مثلا سنی‌های کردستان، ما شاهد این هستیم که
تمامی مستضعفان و مسلمانان زیر پرچم مثلا بر فرضاً تو جمهوری اسلامی بازم حمایت نمیشن و گزینشی هستش و رو پایه ایدئولوژی این قضیه داره میچرخه و فقط نوشتار هستش به قانون اساسی یا تنظیم سیاست خارجی کشور، ولی در عوض حمایت میکنه از چین یا روسیه و فقط مثلا مسلمانای مثل فلسطین یا بر فرض مثال دیگه کشورهای مثل فلسطین و مثلا با یهودی ها وقتی دارن مبارزه میکنن، اون هم به خاطر این هستش که برچسب ضد صهیونیسم روش میزنن. ماده 5 5 تا بند داره که خلاصه این بندها اینطوریه که کودکانی که شامل گروه سنی زیر 18 سال هستن حق دارن مطابق با دین والدین خود پرورش یابند و نباید وادار شوند تحت آموزش دین یا عقیده برخلاف کمال والدین یا اولیای قانونی قرار گیرند و همچنین از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایت بشه. ولی خب جالبه که بدون که با در نظر گرفتن ماده 1 پاراگراف 3 اعلامیه حاضر نباید عمل به مراسم دینی برای سلامت جسمی یا روانی کودک مضر باشه. حالا مثلا سوال اینجاست که ما شاهدش هستیم که تو ایران کودکانی مثلا از 9 سالگی یا پسران از 14 سالگی مجبورن که نماز بخونن یا روزه بگیرن توسط آموزش پرورش یا خود مدارس این تحکم بهشون میشه، یا بر فرض مثال از حجاب دختر رو بگیم که از سن 9 سالگی مجبورن که حجاب داشته باشن، یا بر فرض مثال تبعیضاتی در خصوص دانش آموزهای بهایی مثل شعار نویسی و انواع خشونت و علیه سایر پیروان ادیان که همینطور میشه از برای بهایی ها از عدم رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیلشون مثال زد، اینکه تو کنکور بعد از اینکه نتایج کنکور بیاد متاسفانه نمیتونن وارد به دانشگاه بشه که در ادامه بهش میپردازه، یا اینکه دانش آموزان باید هویت دینی خودشون رو پنهان کنن و خطر محرومیت از درس دارن. اصل 7 اعلامیه جهانی حقوق کودک هم بر حق آموزش و پرورش تاکید داره و اصل 10 اعلامیه خواهان حمایت از آنها در برابر تبعیض مذهبی میشه. من یه خاطره هم دارم از این قضیه، من یک همکلاسی ارمنی داشتم و من به واضح دیدم قشنگ که معلم دینیمون توی جمع یعنی تو کلاس به این همکلاسی ارمنی من گفتش که اگر بخوای دینتو عوض کن، چون اقلیت های دینی هم مثل کسایی که مثلا بر فرض مثال دینی میخونن تو مدارس اونا هم یه کتاب جداگونه دارن، ولی خب مثلا معلم من بهشون گفتش که اگر دینتو عوض بکنی من به نمره 20 میدم اگه بخوای حتی امتحانم ندی ند، ولی خب اگر بخوای رو همون مسیحیت و کتاب مسیحیت دینی مسیحیت که حالا تو آموزش پرورش هم کتاب دارم بخوای اونو امتحان بدی به قدر امتحان از سخت میگیرم که بیفت، که ما خیلی اعتراض کردیم اون موقع، ولی خب اینجور تبعیضا هستش متاسفانه و ما شاهدش زیاد هست. برای این خاطره بود که من خودم به چشم. ماده 6 این کنوانسیون دوباره اشاره میکنه به 9 دسته از آزادی‌های ضروری که هر کسی باید داشته باشه. من میخونم: بر اساس ماده 1 اعلامیه حاضر و به پیروی از مفاد ماده 1 پاراگراف 3 حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان یا عقیده باید متضمن از جمله آزادی‌های زیر باشه: الف عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده و ایجاد و نگهداری اماکنی برای این مقاصد، به ایجاد و نگهداری مؤسسات خیریه یا انسان دوستانه مناسب، جیم ساختن، اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات این یا عقیده، دال نوشتن، انتشار و پخش نشریات مربوط در این زمینه، به تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد، و خواستن و دریافت مساعدت های مالی داوطلبانه و کمک های دیگران از افراد و مؤسسات، ز تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشینان رهبران مناسب به مورد نیاز برای بر اساس ضروریات و معیارهای هر دین یا عقیده، رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم بر اساس احکام دین یا عقیده انسان، و ت برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جامعه در مسائل دینی و ایمانی و در سطوح ملی و بین‌المللی که ما تو ایران متأسفانه شاملی که همش نقص میشه تو ایران،
از ماده الفش بگیر که تو عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده و ایجاد و نگهداری اماکنی برای مقاصد که تمامی بر فرض مثال بخوام مسیحا رو مثال بزنم، کلیسای خونگی از بین میره یا پولوم میشه اونجایی که قبلا کلیسای خونگی بوده، یا مثلا فشار دستگاه اطلاعاتی روی کلیساهایی که حالا قانونی هستن که چه کسانی میرن چه کسانی میان یا کلیساها، و همینطور معبدان زرتشتی میشه مثال زد یا دراویش گنابادی که من در ادامه بهشون میپردازم تک بده. ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به حق دموکراسی اشاره میکنه و با ماده 6 این کنوانسیون همخوانی داره. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده وسایل ارتباط جمعی باید در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار بگیرد و از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج ضد اسلامی پرهیز کنند. خب میتونیم به وضوح ببینیم که فقط منظورش هستش که کسایی که اسلام هستن یا مثلا دیگر اقلیت ها رو داره نقض میکنه، چون که به هر حال ما شاهد این هستیم که هر کسی که اقلیت دینی داره مثل بهایی ها یا بر فرض مثال نوکشان مسیحی که دارن میگیرن یه برچسب ضد انقلاب یا بر فرض ترویج ضد اسلامی میچسبونن بهشون و بازداشتشون میکنن، که دقیقا تو همین مقدمه قانون اساسی اومده و قانونی داره این کار رو انجام. به صراحت میتوانیم بگم که مسلمانان شیعه و سایرین هیچ حقی در رسانه‌های کشور ندارن و این هم یک نمونه بارز تبعیض محسوب میشه که فقط مسلمانان اون هم فرقه شیعه توی کشور ما حق دارن که توی رسانه‌های کشور شبکه داشته باشن یا به هر حال فعالیتی کنن و دیگر اقلیت‌ها این اجازه رو ندارن. ماده 7 این کنوانسیون حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقوق و آزادی‌هایی برخوردار باشد. که ما 14 تا فصل قانون اساسی که 177 اصل داره کاملا متناقضه با ماده 7 این کنوانسیون. من 6 تا از اقلیت‌های دینی که ایران دارن فعالیت می‌کنن و جمع کردم و یه اطلاعات و آماری بهتون میدم در این خصوص. اولین اقلیت زرتشتی‌ها هستن که متاسفانه از تبعیض در نظام حقوقی رنج میبرن. دیانان کمتر و مجازات‌های آنان سنگین‌تر از مسلمانان. مردان مسلمان میتوانن با زنان غیر مسلمان ازدواج کنن، اما مردان غیر مسلمان قادر به ازدواج با زنان مسلمان نیستن، که من دوباره قبل هم به این مسئله اشاره کردم، مسئله ازدواج. دومی اقلیت یهودیان و یهودی ستیزی هستش توی جمهوری اسلامی که در ایران بارها شاهد جمله اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود از زبان مسئولان و رهبر ایران بوده، که این جمله مصداق بارز یهودی ستیزی، همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروهک‌های تروریستی ضد اسرائیل و یهودیت مثال دیگری بر یهودی ستیزی. سوم اقلیت مسیحیان هستند که در تاریخ 20 آذر 97 گفته شده که حکومت ایران بیرحمانه پیروان مسیحی را در جمهوری اسلامی سرکوب میکرد و این افزایش شدید دستگیری ها به شدت نگران کننده. همچنین طبق فتوای علمای شیعه مسیحیان و یهودیان و بهائیان همه نجس و کافر هستند. از دیگر موارد میتوان به وادار کردن زندانیان ارمنی‌زاده به نماز خواندن و در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در جمهوری اسلامی ایران مسلمانانی که مسیحی شوند یا همون نوکشان مسیحی به اعدام یا زندان محکوم میشن. چهارمین اقلیت سنی ها هستن، مسلمانانی که فرقه سنی هستن و سنی ستیزی در ایران، که در این مورد شاهد ترویج فرهنگ سنی ستیزی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران هستیم و کمبود امکانات در مناطق سنی نشین ایران از جمله در کردستان و سیستان بلوچستان و بی‌توجهی به آنان. پنجمین فرقه دراویش گنابادی هستند. آزادی مذهبی دراویش گنابادی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران مورد تهدید و آزار بیشتری قرار گرفت، جایی که چندین حسینی این سلسله در شهرهای گوناگون ویران شد. همچنین بیش از 30 تن از کارکنان خبرگزاری تارنمای مجذوبان نور وابسته به سلسله نعمت‌اللهی گنابادی بازداشت و زندانی شد. گسترده ترین سرکوب مذهبی در جمهوری اسلامی هم در رابطه با دراویش در خیابان پاسداران تهران اتفاق افتاد که سال
96 بود و شاهدش بودیم که نورعلی تابنده هم که از جز رهبران بزرگان این سلسله هست و این اقلیت هستش بازداشت شد و به حصر خانگی من. و ششمین اقلیت بهایان هستند که بسیار ظلم بهشون میشه تو ایران و بهای ستیزی که خیلی از مراکزشون تعطیل شد، گورستانشون تخریب شد، همینطور به دستگیری، زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی افراد بهایی متهم میشن و بعضیشون اعدام شدن. حتی همینطور میشه به عدم تحصیل اشاره کرد، به عدم حق تحصیلشون که امسال با اعلام نتیجه کنکور دانش آموزان بهایی برای آنها عنوان نقص پرونده درج شد و از انتخاب رشته محروم بودن و نتونستن تو دانشگاه ادامه تحصیل. عذرخواهی میکنم جناب آقای کریمی، یه ذره تایم دیدم. بله، من آخرین ماده هستش، من میخونم و تمام میشه. متشکرم، مرسی، ممنونم. ماده 8 میگه هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفتیش که حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها کم بکنه، که ما میبینیم که توی قوانین جمهوری اسلامی پیش شده طبق موازین اسلامی بر طبق قوانین الهی باشه و باید با تشخیص رهبر و از واژه‌ای و از همچین واژه‌ای استفاده میشه، که ایران هم یکی از امضا کنندگان این منشورها و بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی که بر مبنای حقوق بشر تصویب شده. مبنای حقوق این تعهدات بین‌المللی این هستش که همه شهروندان ایران و یا کسانی که در ایران زندگی میکنن نیز باید بتوانن بدون هیچ تبعیضی از این قوانین بهره ببرن، که ما شاهد پارتایت های دینی در ایران و اشکال تبعیض بر بهایی و مسیحی و سایر ادیان هم هستیم. خیلی ممنونم که گوش دادید و بودید همراه من. بحث خیلی گسترده هستش، همونطور که شاهدش هستیم، بحث تبعیضات بر اقلیت‌های دینی توی ایران، ولی خب تایم کم هستش و من خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم و اگه جاهایش من اشاره نکردم شما دوستان اشاره کنم. ممنون، سپاسگزارم آقای کریمی، متشکرم. بله، متاسفانه نقض حقوق پیروان ادیان کم اتفاق نمیافته توی جمهوری اسلامی، حداقل توی این 40 سال اخیری که ما شاهدش بودیم. و در رابطه با حالا اون کلمه اقلیت، البته خانم بیرجندی هم بهش اشاره کردن توی چت، ما خیلی وقت داریم کار میکنیم روی این کلمه که دیگه از کلمه اقلیت استفاده نکنیم و بارها بارها در رابطش با صحبت کردیم، توی جلسات در رابطش با گفتگو کردیم. یه ذره سخت این کلمه پس ذهن ما نشسته و یه ذره تغییر این کلمه به جای استفاده از اقلیت بخوایم از پیروان سایر ادیان یا پیروان ادیان استفاده کنیم، یه ذره جایگزین کردن این کلمه شاید یه ذره سخت باشه، ولی بالاخره باید انجام بشه، چون واقعا این کلمه اقلیت خودش یک نقضه، یعنی ما خودمون داریم نقض میکنیم حقوق اون بخشی از جامعه رو با استفاده کردن از این کلمه، و باید سعی کنیم که کلا این کلمه رو حذفش کنیم. سپاسگزارم جناب آقای کریمی، متشکرم. از دوستان و همراهان عزیز اگر در رابطه با صحبت‌های جناب آقای کریمی نقطه نظر دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای تقی‌پور، بفرمایید، میشنویم شما. سلام و عرض ادب دارم به همه دوستان، امیدوارم که خوب باشید. صحبت‌های این سخنران قبلی رو من شنیدم، خیلی خوب صحبت کردن، واقعا تجزیه تحلیل رو خوب انجام دادن، واقعا عالی بود، دستشون در نکنه. ببینید، در مورد سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، میتونم بگم اگر آب دریاها رو دوات بکنیم و تمام چوبها رو هم بکنیم قلم و کاغذ، باز هم کم میاد. و یک نکته‌ای که واقعا مشهود هست در مورد پیروان سایر ادیان در ایران اینه که اونها وقتی که حالا مرتکب جرمی میشن، بر مبنای قوانین شریعت اسلامی باهاشون برخورد میشه. به عنوان مثال اگر یک فرد مسیحی یا ارمنی یا بهایی یا هر دین دیگه، زرتشتی، یک مسلمان رو بکشه، جرمی، اتهامی که به اون میزنن میشه
قتل یک مثلا مرد یا زن مسلمان، که این در نوع خودش خیلی عجیب و جالب هست که من به عنوان مثال هم من میتونم حتی مثال هم برای دوستان من بیارم، چرا که مشهود این مسئله، که من چند وقت پیشم حتی یک گزارشی بود که خود من همین رو منتشر کردم. دوتا خانومی هستن که مادر و دختر هستن به نام خانم دیانا مرادخانیان و خانم پولت زادوری، که اینها از پیروان از شهروندان ارامنه ایران هستن. الان نزدیک به 3.5 یا 4 ساله که در زندان شهرستان ساوه هستن و اتهامی که به اینها زده شده، اتهامشون قتل یک زن مسلمان هست. یعنی دقیقاً اون برگه پرینت زندانش هم من دیدم نوشته بود که قتل یک زن مسلمان. و نکته جالبتر از همه باز اینه که بعد از 3 سال هنوز نتونستن هیچ گونه تصمیم گیری برای اینها انجام بدن و 2-3 مرحله که اینها اعتراض کردن، اون بازپرس پرونده یا مسئولین زندان میگن برید خداتون رو شکر کنید که ما شما رو تا الان نکشتیم، یعنی حکمی براتون صادر نشده. و اینها اگر وقتی که به بلا تکلیفی خودشون هم یعنی اعتراض میکنن که بابا اگر جرم من هرچی که هست من رو تعیین تکلیف بکنید، اینها رو باز یه جورایی به قول معروف بدهکار میکنن، باز آقا برو خدا رو شکر کن که ما تو رو نکشتیم، تو جرم قتل باید کشته بشی، اونم یک مسلمان رو کشتی تو. و این برمیگرده دقیقاً به اون نگاه ایدئولوژی که حالا کشورهای اسلامی و مخصوصاً ایران به بحث پیروان سایر ادیان و یا در مبحث بهائیان اگر ما نگاه بکنیم، علارغم احترامی که من برای شهروندان بهائی قائل هستم، متاسفانه اینها رو با القابی مثل نجس خطاب میکنن. و حتی دیدیم بارها و بارها که اینها رو مثلا اموالشون رو مصادره میکنن، از مدارس و تحصیل و اینا محرومشون میکنن. دامنه سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران گسترده است و همه اینا برمیگرده به ماهیت ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی و قوانین شریعت اسلامی که حاکم است بر کشور ما. سپاسگزارم دوستان، مایک آزاد. سپاسگزارم جناب آقای تغییرپور، متشکرم. آقای تغییرپور دوباره دست بلند کردید یا از قبل دستتون بالا بوده؟ متشکرم. بله، سپاس از شما جناب آقای کریمی. از سخنران بعدی اون دعوت میکنم، سرکار خانم آیلار اسماعیلی با موضوع تحصیل دانش آموزان روستایی. خانم اسماعیلی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی. دلایل بسیاری برای ترک تحصیل دانش آموزان ذکر شده، اما مهمترین آنها شامل مشکلات اقتصادی، تعصبات فرهنگی و دسترسی نداشتن به مدرسه است. این 3 مورد از جمله مواردی هستند که مسئولین مدام به آنها اشاره می کنند و بر روی آنها تاکید دارند. حتی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش نیز درباره این مسئله میگوید برخی از محصلان به دلیل مشکلات اقتصادی درگیر کار هستند. در اغلب موارد نیز تعصبات خانوادگی و مسائل فرهنگی به خصوص در مناطق مرزی کشور از دلایل ترک تحصیل دختران محسوب می شود. در سال گذشته آمار کودکان بازمانده از تحصیل 140,000 نفر اعلام شده است. آموزش و پرورش باید توضیح دهد آیا برای تعصبات فرهنگی که از تحصیل دختران جلوگیری می کند اقدامی انجام داده است؟ اغلب والدینی که در این 1 دهه اخیر مانع ادامه تحصیل کودکانشان شدند در همین نظام آموزشی تحصیل کردند. این مسئله نشان دهنده وجود نقص جدی در اقناع و تربیت افراد در نظام آموزش و پرورش کشور است. با استناد به این موضوعات می توان دریافت که آموزش و پرورش هیچ اقدام مثبتی جهت تغییر عقاید انجام نداده است یا در انتخاب مکان مدرسه دچار خطای جدی هستند، زیرا همچنان بسیاری نقاط کشور و استانهای مدرسه ندارند. ترک تحصیل در دوره ابتدایی به ویژه برای دختران عشایر از دیگر مسائل نگران کننده است که از علل آن می توان به استفاده از دختران به عنوان نیروی کمکی برای خانواده ها و ازدواج زودرس آنها اشاره کرد.
البته در کنار فقر فرهنگی، کمبود امکانات و فضای آموزشی نیز از موارد تاثیرگذار در این موضوع به شمار می رود. آمار رسمی می گوید 216 روستای فارس زیر پوشش اینترنت نیست. این موضوع برای دانش آموزان این نواحی بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که در اعداد و ارقام بگنجد. سختی‌های تحصیل در وضعیت کرونایی ممکن است برخی از آنها را وادار به ترک تحصیل کند. مشکلی که تبعاتش از کرونا هم بدتر خواهد. در زمان شیوع کرونا در روستایی که همه برای در امان ماندن از بیماری به خانه نشینی وادار شدند، یکی از کارگردانان مستندساز شیرازی در صفحه شخصیش پیامی ناشی از استیصال منتشر کرد. او از همه دوستانش و کسانی که احتمالاً دستشان میرسد درخواست کرده بود که پویشی برای تامین نیازهای دانش آموزان روستایی جوزاربکش از توابع بخش مرکزی ممسنی فارس راه بیاندازد تا بتوان برای آنها گوشی هوشمند تهیه کرد. راه سخت گذر و جاده های پیش در پیش شوسه در 60 کیلومتری نوراباد مرکز شهرستان ممسنی با وجود زیبایی هایی که در بیشتر صفحه های مجازی با جستجوی نام این روستا قاب شده است، به جایی ختم می شود که تعدادی از دانش آموزانش حتی پیش از شیوع کرونا هم باید برای رفتن به مدرسه 20 کیلومتر طی می کردند. ناتوانی برخی اهالی روستا از تهیه گوشی هوشمند و تبلت به کنار، منطقه پوشش اینترنتی هم ندارد. می گویند اینترنت خانگی هست، اما از سرعت کم هم نبودنش بهتر. کلاس های نیمه حضوری بچه ها با آنکه 2 ماه از سال تحصیلی می گذارد به دلیل ابتلای برخی اهالی روستا به بیماری تعطیل شده است و حالا عملا دسترسی به آموزش در دشوارترین حالت ممکن است. یکی از اعضای شورای اسلامی روستا علی شفیع با تایید مطالب یاد شده می گوید در جوزاربکش 200 خانوار زندگی می کنند. حدوداً 1000 نفر جمعیت روستاست، البته در سرشماری جمعیت را 600 نفر زدند که با شرایط امروزی نمی‌خوانند. در حال حاضر 65 دانش آموز ابتدایی، 33 دانش آموز متوسطه اول و 15 دانش آموز متوسطه دوم داریم. البته دخترهایی که به مقطع متوسطه دوم میرسند باید به روستای جویجان بروند که در 20 کیلومتری اینجاست، ولی حالا که با تعطیلی مدارس مواجهیم درسشان مانده روی زمین. سال آینده تعداد دختران دبیرستانی بیشتر هم می شود و باید دید اوضاع آن زمان چگونه خواهد شد. شفیعی بیان کرد روستا مثل شهر نیست. برای دختر بچه ها خیلی سخت است در زمستان و در مسیرهای نامناسب بروند مدرسه. گاهی سرویس نمی آید، گاهی هم هزینه بیشتری می گیرد که در توان برخی خانواده ها نیست. به همین دلیل خطر بازماندگی از تحلیل برای دخترهایمان بیشتر از پسرها وجود دارد. این عضو شورای روستایی جوزاربکش ادامه داد مشکل امروز نبود کلاس درس دختران نیست، چون مدرسه ها مجازی شدند و این روستا پوشش اینترنتی ندارد و کلاس های حضوری هم تشکیل نمی شود. وضعیت مدرسه رفتن همه بچه ها سخت‌تر از قبل شده است. او مشکلات امروز برای درس خواندن بچه ها را در مقایسه با مشکلاتی که در سالهای قبل داشتند بسیار بیشتر توصیف کرد و افزود قبلا باید برای خانواده های بی بضاعت نوشت افزار تهیه می کردیم، پیگیر اختصاص معلم می بودیم و نگران رفت آمد دخترها. اما امسال نگرانی ها فراتر از این هاست، می ترسیم بچه ها از مدرسه باز بمانند. درباره وضعیت تحصیلی دانش آموزان روستای جوزاربکش با رئیس آموزش و پرورش شهرستان ممسنی گفتگو شده. او همه مشکلات را تایید کرده و مسئله اصلی روستا را در حال حاضر دسترسی نداشتن به اینترنت دانسته است. در حال حاضر از 2338 روستای بالای 20 خانوار استان فارس 216 روستا، یعنی کمتر از 10% دسترسی به اینترنت سیار و ثابت ندارند. این روایت یگانه ماجرای دانش آموزان فارس نیست. مثلا دانش آموزان روستای چاهدلا از توابع شهرستان خنج یا کمی آنسوتر روستای گاوبست در بخش صحرای باغ شهرستان لارستان هم به دلیل نبود اینترنت ناچارند کوه پیمایی کنند تا به محتوای آموزشی دست یابند. پیش از این نیز کلاس درس دانش آموزان روستای دشتک از توابع مردش در گردنه دور از روستا برگزار می شد. طبق آمار در استان سیستان و بلوچستان 141,000 بازمانده و ترک تحصیلی وجود دارد که این آمار از سال 92 مدام تکرار می شود. نزدیک به 50% از دانش آموزان استان بازمانده و ترک تحصیل کردند. در استان سیستان و بلوچستان برای دانش آموزانی که گرایش بیشتری به رشته ریاضی دارند، متاسفانه با کمبود نیروی متخصص این رشته روبرو هستند و به طور طبیعی افرادی که در این رشته تدریس می‌کنند نیمه مرتبطند که این موضوع بدون شک تأثیر مستقیم در یادگیری دانش آموزان می‌گذارد.
بیشترین شهرستان‌هایی که با کمبود رشته ریاضی فیزیک در مناطق مرزی مواجهند عبارتند از بمپشت، سیبسوران، مهرگان، دشتیاری، سرباز، راست که اکثراً به صورت محدود و در حد یکی دو کلاس برگزار می‌شوند. در رشته فنی حرفه‌ای و کاردانش هم کمبود معلم و فضا وجود دارد و در سطح استان و در اکثر شهرستان‌ها این رشته‌ها وجود ندارد. تقریباً از دو سال اخیر از 32 شهرستان ابتدا 18 و همکنون به 24 شهرستان این رشته افزایش یافته است. در بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان مسائل فرهنگی باعث ترک تحصیل دانش آموزان می شود. وقتی دختران به سن قانونی می رسند موضوع ازدواج آنها به میان می آید که مجبور به ترک تحصیل می شوند. بیشتر آنها در دوره متوسطه اول ترک تحصیل می کنند و در متوسطه دوم آمار ترک تحصیل این دانش آموزان افزایش می‌یابد. عده‌ای از دانش آموزان پسر نیز به دلیل فقر و کسب درآمد برای خانواده ناگزیر به ترک تحصیل می‌شوند. برخی خانواده‌ها نیز به خاطر کلاس‌های مختلط و مسائل فرهنگی اجازه تحصیل به دختران را نمی‌دهند. بخشی از ترک تحصیل‌ها نیز به دلیل عدم حضور معلم زن در کلاس‌های درس است. به همین دلیل دختران در کلاس درس حضور نمی‌یابند. تعدادی نیز به دلیل انتخاب رشته ریاضی فیزیک ترک تحصیل می کنند، چرا که دبیر تخصصی برای این رشته در برخی از مناطق استان وجود ندارد. به همین دلیل آن دسته از دانش آموزانی که علاقمند به رشته ریاضی فیزیک هستند و می خواهند در این رشته ادامه تحصیل دهند ترک تحصیل می کنند. آمار ترک تحصیلی دانش آموزان در مناطق مرزی بالاتر است، زیرا که خدمات رفاهی در این مناطق کمتر بوده و اکثر معلمان برای استخدام این مناطق را انتخاب نمی کنند. حتی معلمان بومی نیز پس از یکی دو سال خدمت متقاضی انتقال به شهرهای مرکزی می شوند. طبق آمارهایی که تاکنون به دست آمده حدود 400 هزار دانش آموز در سطح استان سیستان و بلوچستان گوشی هوشمند و تبلت ندارند و این به معنای بازماندن از تحصیل است. به نمونه هایی از مشکلات دانش آموزان روستایی پیش از شیوع کرونا در استان خوزستان می پردازیم. تردد اهالی 37 روستای شهرستان باوی از استان خوزستان با قایق انجام می شود. فرماندار این منطقه اعلام کرده است کاری از ما ساخته نیست، باید منتظر اقدام ارتش باشیم. روستاهای شهرستان باوی در استان خوزستان به دلیل نداشتن پل عابر با قایق تردد می کنند. سوار شدن در لنج و قایق‌هایی که هیچ گونه ایمنی ندارند با شروع شدن فصل پاییز و بارندگی برای رفتن به کار و مدرسه خطر جانی برای اهالی این روستاها در بر دارد. پس از سیل ابتدای سال 98 که 31 استان ایران را در بر گرفت، مشکلات استان خوزستان تمامی ندارد. سیلاب باعث نابودی بسیاری از زیرساخت‌های شهری و روستایی شده است و نمونه بارز آن شکستگی لوله‌های فاضلاب شهری اهواز و جمع شدن فاضلاب در سطح خیابان هاست. حال نیز جمع‌آوری پل شناور شهرستان باوی باعث قطع شدن راه ارتباطی 37 روستای استان خوزستان در این شهرستان شده که با قایق مجبورند تردد کنند. با آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان و معلمان مجبورند هر روز از قایق برای رسیدن به مدرسه استفاده کنند. حدود 200 دانش آموز در روستای شریمری با مشکل تردد مواجه هستند و امسال با افزایش 20% ترک تحصیل دانش آموزان منطقه مواجهیم. 10% جمعیت این 37 روستا را معلمان تشکیل می دهند که مجبورند برای رفت و آمد به مدرسه با قایق تردد کنند. بعضی از کلاس ها هم دایر نمی شوند و بسیاری از معلمان به دلیل همین مشکل از منطقه مهاجرت کردند. امین الهایی مدیر یکی از این مدارس در این باره گفت تا کنون بارها به مسئولان استانی و شهرستانی برای نبود پل برای تردد روستاییان شرق شهرستان باوی مراجعه کردیم ولی متاسفانه هیچ نتیجه نگرفتیم. شهناز علیپور مدیر مدرسه شهید خزائل روستایی تنگی درباره وضعیت بد اقتصادی بسیاری از دانش آموزان آبادانی میگوید. امسال دانش آموزان هم حتی توان مالی پرداخت 5000 تومان هزینه چاپ کارنامه‌شان را هم نداشتند. این دانش آموزان تنها تماس می‌گرفتند که قبول شدند یا خیر و وقتی از آنها می‌خواستم که به مدرسه مراجعه کنند و کارنامه‌شان را بگیرند در جواب می‌گفتند خانم پول گرفتن کارنامه را نداریم. علیپور افزود بسیاری از دانش آموزان ما کفش ندارند و در باران و سرما با دمپایی به مدرسه می آیند. اکثر اهالی این روستا فقیرند و از 53 دانش آموز 80 نفرشان نیازمندند. بیشتر اهالی این روستا کارگر فصلی‌اند و هنگام برداشت خرما کار می کنند و ما بقیه سال بیکارند و وقتی برای کمک به خانه هایشان می روم از وضع زندگیشان معلوم است در تنگنای مالی قرار دارند. گاهی مادران این دانش آموزان به مدرسه برای گرفتن مقداری چای و قند به من مراجعه می کنند.
پارسال هزینه کتاب 65 دانش آموز را خودم پرداختم که 10 نفر آنها یتیم و خانواده بقیه هم به لحاظ مالی فقیر بودند. مردم اینجا صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشتند. بسیاری از اهالی منطقه دامها و زمینهای کشاورزیشان را به دلیل بیابی از دست دادند. حالا نیز با شروع سال تحصیلی جدید خانواده هایی با توان مالی کم برای هزینه های مدرسه فرزندانشان کاسه چکنم دست گرفتند. مشکلات تهیه لوازم و تحریر و ثبت نام دانش آموزان فقیر برای بسیاری از خانواده های ایرانی در شرایط بد اقتصادی امروز به مشکل تبدیل شده است. خانواده هایی که به نان شب محتاج بوده و از تهیه لوازم مورد نیاز تحصیل فرزندانشان عاجزند. در این میان والدین دانش آموزان خوزستانی نیز با مشکلات بیشتری روبرو هستند. مادران روستایی در شرق اصفهان از نیاز فرزندانشان در خصوص برخی تحقیقات دانش آموزی و پاگذاشتن به فضای مجازی این گونه بیان کردند. نیاز دانش آموزان امروزی به ثبت نام کنکور و رفتن به کافینت خلاصه نمی شود، بلکه برای برخی پروژه های درسی فرزند ما باید وارد فضای اینترنت شود. و جدا از اینکه امکانات روستا به حد مطلوب نیست، توان خرید از دست خانواده های روستایی خارج است و می طلبد تا با تجهیز بیشتر مدارس روستا به کامپیوتر، نظارت و ورود دانش آموز به اینترنت به داخل مدارس ورود پیدا کند. برخی مادران به پایین بودن سطح سواد رسانه‌ای اشاره کردند. ناآشنایی با برخی نرم افزارهای موبایلی و یا عدم سواد کافی در استفاده از اینترنت در بین اکثر پدر مادرهای محیط‌های روستایی وجود دارد و تکنولوژی جدا از مزیت‌ها به دغدغه‌ای بزرگ برای نداشتن قدرت کافی برای کنترل فرزندان برای خانواده‌ها را سبب می‌شود که نیاز به دید کارشناسی مسئولان و شناخت محرومیت‌ها و محدودیت‌های مدارس روستایی در برابر مدارس بزرگ شهر را می‌طلبد. روستای کلاته علی تپس موسینا، روستای محروم در 36 کیلومتری مرکز شهرستان درمیان و 120 کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی یا بیرجند که اکنون دانش آموزان دبیرستانی این روستا نه مدرسه دارند و نه تلفن همراه برای شرکت در کلاس‌های مجازی. طی کردن کیلومترها مسیر برای رسیدن به مدرسه، آن هم در روستاهای مرزی و دورافتاده، حکایت ادامه تحصیل دانش آموزان برخی از روستاهاست. دانش آموزانی که به دلیل جمعیت کم روستا مدرسه‌ای برایشان ساخته نشده است و به همین دلیل برای رسیدن به مدرسه در روستاهای مجاور باید هر روز مسافت طولانی را طی کنند، مسافتی چند کیلومتری که به دلیل نبود سرویس رفت آمد باید پیاده طی شود. در برخی مناطق دانش آموزان به شوق درس خواندن در برف و باران با پای پیاده و از کنار جاده برای رسیدن به مدرسه گام برمی دارند و گاهی نیز به دلیل مسافت طولانی مسیر تنها مدرسه شبانه روزی منطقه را انتخاب می کنند. یکی از دانش آموزان پسر روستای کلاتعلی می گوید اینجا 25 دانش آموز دارد و فقط تا کلاس ششم مدرسه داریم و برای رفتن به دبیرستان با پای پیاده باید حدوداً 2 ساعت راه برویم. یکی از دختران روستا هم مسافت 2 ساعته تا دبیرستان را تایید کرد و گفت با توجه به اینکه اغلب مردم روستا کشاورز هستند، امکان اینکه مدام در این راه ما را همراهی کنند وجود ندارد. یکی دیگر از دانش آموزان از خاطره بد خود از مسیر میگوید در طی این مسیر گاهی ممکن است حیوان وحشی به ما حمله کند یا به دلیل سرمای استخوان‌سوز منطقه دست‌های ما یخ بزند و نتوانیم ادامه مسیر دهیم. با آمدن کرونا آموزش‌ها مجازی شده و حال گرفتاری‌های تحصیل و قصه نبود گوشی هم به دغدغه‌های دانش آموزان اضافه شده است. دانش آموزان این روستا نگرانند. آنها می‌گویند در این روستا 25 دانش آموز با یک گوشی هوشمند کار می‌کنند و همیشه نگران خراب شدن این گوشی هستیم. الیاس با چشمانی اشکبار می‌گوید کاش مسئولان کمی به فکر ما باشند تا غیر از تحصیل نگران موضوعات دیگر نباشیم. محمد هم دانش آموز کلاس 12 روستای کلاتعلی است. او میگوید در روستای ما پوشش اینترنت بسیار ضعیف است و مجبوریم برای دانلود فایل های آموزشی به ارتفاعات روستا و مناطقی که پوشش آنتن اینترنت وجود دارد برویم. در روستای علی آباد هم دانش آموزان دغدغه نبود مدرسه در مقطع متوسطه دوم را داشتند. علی از دانش آموزان مقطع متوسطه این روستا میگوید روستای ما هم تا کلاس ششم بیشتر ندارد و ما مجبوریم برای رفتن به مدرسه 1 ساعت و نیم با پای پیاده تا شهر تپس موسینا راه برویم. او دندان شکستش را نشان می دهد و می گوید دندان من در همین مسیر بر اثر تصادف شکست است.
روستای محمدآباد در فاصله 4 کیلومتری روستای کلاته علی قرار دارد. آنجا هم دانش آموزان دردشان مشترک بود و از نبود مدرسه در مقاطع بالاتر می گفتند. قصه تلخ حوادث در مدرسه، گاه با آتش سوزی، گاه ریزش سقف، گاه با اردوهای دانش آموزی و نظیر آن تمامی ندارد. قصه های پرغصه و دردآور که گویی عمده آن در مناطق کمتر برخوردار جولان می دهد و تلخی تحصیل در جغرافیای محرومیت تمامی ندارد. گویی هرچه از عدالت آموزشی، بهبود اوضاع و برپایی انواع و اقسام پویش های رنگارنگ و پرزرق و برق برای رسیدگی به فضای آموزشی و پرورشی دانش آموزان به ویژه مناطق محروم گفته می شود، روی کاغذ رنگ و لعابی پیدا می کند و در عمل آیدی چندان برای ذی‌نفعان ندارد. کافیست تا مروری به حوادث دردناک چند سال اخیر که رسانه‌ای شده است بیاندازیم تا فاصله حرف تا عمل پیگیری اوضاع و احوال مناطق کمتر برخوردار مشخص شود. همان اقداماتی که بیشتر در شاکله آرزوهای دور و دراز خودنمایی می‌کنند. در مناطق روستایی و عشایری شرایط متفاوت است. کلاس‌های درس کم و بیش به سبب شرایط نسبتاً کم خطر از حیث بیماری کرونا جریان دارد. اما خطری دیگر همچنان گریبانگیر دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری است و آن هم نبود ایمنی لازم در کلاس‌های درس یا به عبارتی بهتر 4 دیواری‌های آهنی به نام کلاس است. فضاهایی موسوم به فضای آموزشی که نه شرایط بهداشتی در آن رعایت شده است و نه الزامات آموزشی برایش برقرار است. آنطور که چندی پیش محمد رضا سیفی مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر گفته بود، 6137 مدرسه عشایری کشور میزبان دانش آموزان است و از این تعداد 2942 مدرسه فاقد آبخوری و بیش از 700 مدرسه فاقد سرویس بهداشتی هستند و بیشترین میزان محرومیت هم به مدارس استانهای خوزستان، کرمان و لرستان تعلق دارد. دانش آموزانی که جبر جغرافیایی آنها را محکوم به درس خواندن در سایه ترس کرده است و هر از گاهی هم بهای تحصیل کردنشان جانشان است. همین که مروری بر حوادث مربوط به روند آموزش و پرورش دانش آموزان مناطق روستایی و عشایری داشته باشیم، کم نبودند اتفاقاتی که به بهای جان آنها تمام شدند. اتفاق تلخ برای دختران شینابادی، فوت کودکان مدرسه غیر دولتی اسوه حسنه، سوختن دانش آموزان مرزن آبادی، فوت دنیا ویسی 7 ساله بر اثر ریزش بخشی از دیوار حیات مدرسه روستایی به علت فرسوده بودن بنا، مصدومیت 6 دانش آموز به دلیل ریزش دیوار حیات یک مدرسه ابتدایی واقع در روستای سادات آباد سمیرم، فوت آقای معلم برای نجات دانش آموزانش از زیر آوار تخریب دیوار مدرسه در سیستان و بلوچستان و واژگونی خودروی حامل معلمان در تنگ درکش برکش شهرستان اردل، گوشه ای از اتفاقاتی است که در مدرسه یا مسیر رفت آمد دانش آموزان و معلمان رخ داده است. آتش سوزی کانکس کلاسی در منطقه سردشت دسفول هم که در سکوت نسبی رسانه‌ای رخ داد، نمونه‌ای دیگر از حوادث تلخی است که وجه مشترک همه آنها کمرنگ بودن مفهوم ایمنی در مدارس به ویژه مناطق روستایی و عشایری است. آتش سوزی کلاس کانکسی هم یکی از سهل‌انگاری هایی است که آموزش و پرورش در برابر این اتفاق که کم و بیش می توانست احتمال بروزش را به صفر برساند، حادثه که در برابرش سکوت کرد و حتی از دید آقای وزیر مقفول ماند. مسئولی که معمولاً برای هر اتفاقی واکنشی هر چند مجازی در صفحه شخصی خود دارد، موضوع سکوت پیشه کرده. نتیجه سهل‌انگاری و نادیده گرفتن نکات ایمنی، مصدومیت و سوختگی شدید 3 معلم و 3 نوجوان حاضر در محل حادثه بود که البته آقای وزیر حتی وقت نکرد به مصدومان و قربانیان ناشی از کمبود فضای استاندارد خوزستان سر بزند و از آنها دلجویی کند. با این وجود آنچه موجب نگرانی بوده وقوع حوادث تلخ دیگر در مدارس با مضامین مشابه است که معلوم نیست متوالی نظارت بر عمل بر آن وجود دارد یا خیر. آیا جلوتر از طرح‌های پرزرق و برق روی کاغذ با هدف تأمین شرایط آموزشی و پرورشی دانش آموزان فکری به حال استانداردسازی فضای آموزشی و ایمنسازی آن به ویژه در مناطق محروم شده است؟ در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده حق تحصیل رایگان برای همه بدان معناست که هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد.
آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. مشکلات دانش آموزان روستایی در ایران بیش از این حرف است. با شیوع کرونا مشکل نبود و کمبود اینترنت و تلفن همراه و ضعف نظام آموزشی در این باره به صورت واضح نمایان شد. اما مشکلات آموزشی در آموزش و پرورش که مهمترین بخش از نظام دولتی هر کشور است بیش از این حرف است. سالهاست با آموزش و پرورش غلط افکار و روان دانش آموزان در ایران را به مسیر خودخواهانه خود سوق دادند که اکنون شاهد رفتارهای وحشیگرایانه و خارج از انسانیت از یک سری از انسانها به بهانه امر به معروف و نهی از منکر هستیم و یا فهماندن این باور غلط که انسانها برابر نیستند و کسی بر دیگری برتری دارد. امیدوار هستم مشکلات دانش آموزان روستایی در جای جای ایران برطرف شود و دانش آموزان بتوانند با خیالی آسوده تنها به تحصیل بپردازند. سپاس از اینکه به سخنرانی من گوش دادید. سپاسگزارم خانم اسماعیلی بابت سخنرانی بسیار خوبتون. متاسفانه این بحث نبود یک سیستم آموزشی با کیفیت و مناسب توی مناطق مرزی و محروممون سالیان ساله که هست و فکر نمی کنم با این چیزی که ما داریم می بینیم حل بشه این مشکل، چون اصلا هیچ پلن مشخصی براش ندارن و هیچ کس هم کاری انجام نمیده. حالا اینکه میگیم مناطق مرزی، نه اینکه حالا مناطق مرکزی یا شهرهای بزرگ حالا سیستم آموزشی خیلی خوب و کیفیتی دارن، حالا اونا مشکلات خودشون رو دارن، ولی متاسفانه مناطق مرزیمون چندین برابر از این مشکلات. حالا یکیشو اشاره کردین شما، یکیشون همین بحث در واقع نداشتن گوشی هوشمند و از موقعی که کرونا اومده سیستم آموزشی در واقع با تبلت و با گوشی داره انجام میشه و چه انتظاری واقعا از اون دانش آموزانی داریم که حتی هزینه پرداخت کارنامه خودشون رو ندارن؟ چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که گوشی هوشمند داشته باشن و بتونن به آموزش خودشون ادامه بدن؟ متاسفانه دولت خب هیچ فکری برای توی این زمینه نکرده و تنها فقط و فقط به فکر منافع خودش و بقای خودشه. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی سرکار خانم اسماعیلی نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. حالا من مجدد میکنم همونجوری که شما فرمودید، دولت فقط به ایدئولوژیاش و اهدافی که داره فکر میکنه و اصلا به فکر مردم نیست و ما تو این سالها شاهد این هستیم که افزایش خودکشی توی رده سنی زیر 18 سال به وفور داره اتفاق میفته و یکی از عللش این هستش که حق تحصیل نداره اون دانش آموز و وقتی همسنای خودش رو نگاه میکنه حالا تو شهرها یا کلان شهرها، خب این باعث لطمه بهش. یا چندی پیش شاهد این بودیم که یک کودک 10 ساله اگر اشتباه نکنم توی کرمان بود که به خاطر اینکه تبلت نداشت که بخواد درس بخونه خودشو اعدام کرد. شاهد این قضیه ها خیلی هستیم، اخباراشو به وفور میبینیم و متاسفانه میگم همونطور که گفتید دولت اصلا براش اینجور چیزا مهم نیست، حکومت اصلا براش مهم نیست و ذره بعید میدونم بخواد ناراحت بشه به خاطر مرگ کودکی که بخواد از سر فقر خودکشی بکنه به خاطر اینکه نمیتونه مثل بقیه کودک ها، حالا نه فقط حالا جای دیگه جهان، خود ایران تبعیض و اختلاف طبقاتی زیادی رو مشاهده هستیم. خیلی نمیتونه مثل بقیه کودک ها به همسن و سالای خودش درس بخونه یا امکاناتش رو داشته باشه، این باعث میشه که خودکشی کنه و آمار رو ما میبینیم که خیلی زیاد هستش. چند ممنونم. من مایکرام.
متشکرم جناب آقای کریمی، کاملا درست که فرمایید. توی حداقل توی همین یک سال اخیر شاید بارها و بارها ما اخبار خودکشی کودکان رو شنیدیم. واقعا کودکی که شاید 10 سال، 12 سال یا 13 سال سن داشته باشه، واقعا چرا باید دغدغه فقط درس خوندن داشته باشه، دغدغه درس خوندن داشته باشه که مجبور بشه به خاطر نبود امکانات دست به خودکشی بزنه؟ واقعا اصلا آدم واقعا نمیدونه چی بگه در رابطه با این، چون واقعا هیچ جای دنیا الان بحث تحصیل کردن، بحث آموزش دادن، بحث درس خوندن اصلا دغدغه هیچ شخص، هیچ بچه‌ای نیست، ولی توی کشور متاسفانه هنوز هم جز مشکلات اساسی کشورمونه. سپاس از شما و همینطور از خانم اسماعیلی عزیز. از سخنان بعدیمون دعوت میکنم سرکار خانم مریم افتخار با موضوع فعالین حقوق بشر در ایران. خانم افتخار بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سپاسگزارم. عرض ادب و احترام دارم ابتدا خدمت همه حضارین در جلسه و همچنین کسایی که ما رو با یوتیوب و بقیه قوامایی که قانون داره دارن همراهی میکنن. من سخنرانی امروزم رو با تعریف کلمه فعال حقوق بشر شروع میکنم. فعال حقوق بشر یا مدافع حقوق بشر اصطلاحی هست که در توصیف کسایی ما به کار میبریم که به صورت صلح‌آمیز و بدون خشونت به صورت انفرادی یا با همکاری آدمای دیگه در راستای ترویج و دفاع از حقوق بشر قدم برمی‌دارن. در نگاه یک فعال حقوق بشر، جهان هیچ مرزی نداره و انسان‌ها در نگاه اون بر اساس بندهای اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر و غیر قابل تبعیض هستند. یک فعال حقوق بشر در واقع دیدبان جامعه و در کنار مردم هست و برای رعایت و تأمین حقوق انسان‌ها در جامعه تلاش می‌کنه و با شناسایی موارد نقض حقوق بشر و ارائه گزارشات خودش وظیفه رعایت اون رو به حکومت یادآوری می‌کنه. و با دیدن اونچه که حاوی نقض حقوق بشر هست و با مقایسه قوانین داخلی با اعلامیه جهانی حقوق بشری و میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها رفتار حکومت رو در اون عمل خاص نقد می‌کنه. در واقع هر آنچه که به گونه ای ارتباط مستقیم با زندگی آدمی و قوانین تاثیرگذار بر اون داشته باشه در حوزه توجه و عملکرد یک فعال حقوق بشر هست. و اما حقوق بشر از جمله مسائلی هست که حیطه اون چنان وسیع هست که واقعا به سختی میشه برای اون مرز و محدوده‌ای رو تعیین کرد. حقوق بشر هیچ مرزی جز انسانیت نمیشناسه و حقوق بشر در واقع یعنی حمایت از همه انسان‌ها در همه جا، از فقیرترین کشورها تا پیشرفته‌ترینشون، از بی‌ثبات‌ترین تا امن‌ترین، دیکتاتوری‌ترین تا دموکرات‌ترین کشورها، در همه حالات جنگ و صلح حقوق بشر در واقع لازم الرعایه است و در همه جوامع بزرگ و کوچک لازم هست که فعالین حقوق بشر برای ترویج و حمایت از حقوق بشر برای رسیدن به وضعیت بهتر و انسانی تر بکوشند. در 9 دسامبر 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 50مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اومد یه اعلامیه‌ای رو تصویب کرد تحت عنوان اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی در ترویج و حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی‌های بنیادی، که به طور اختصار اسم این اعلامیه رو گذاشتن اعلامیه مدافعان حقوق بشر یا Declaration on Human Rights Defender و در واقع از اون به بعد به همین نام خونده شد و به همین نام هم مشهور هست. این اعلامیه دستاورد تلاش جمعی سازمان‌های حقوق بشری و همچنین برخی از نمایندگان دولتی بود که یک سند بسیار مهم و کاربردی در مجموعه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد به شمار میره. شاید مهمترین اهمیت اون هم این هست که این اعلامیه نه فقط بحث دولت‌ها و نه فقط به دولت‌ها و مدافعین حقوق بشر برمیگرده، بلکه همه افراد انسانی رو مورد خطاب تعهدات خودش قرار میده. و اما مهمترین حقوقی که این اعلامیه برای مدافعین حقوق بشر برمیشموره چیا هستن؟ یک، حق بر ترویج و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی. 2، حق بر تشکیل انجمن و سازمانهای غیر دولتی برای دفاع از موضوعات مختلف حقوق بشری. 3، حق بر تشکیل اجتماعات و گردهمایی های مسالمت‌آمیز.
4 حق بر کسب و انتشار اطلاعات راجع به مسائل حقوق بشر یا نقض اون، و 5 حق بر انتقاد از قوانین و رویه های اجتماعی و قضایی دولت و ارائه پیشنهادات سازنده جهت اصلاح اون قوانین و سیاست ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر، و در نهایت حق برخورداری از حمایت های دولتی در تأمین امنیت در حین فعالیت حقوق بشری و تضمین آزادی پس از اون. با گذشت بیش از 40 سال از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، هممون داریم میبینیم و هر روز شاهدش هستیم که شهروندان ایرانی از بدیهی ترین حقوق خودشون محروم هستند. بسیاری از مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر سه این اسناد به تصویب ایران رسیدن و در واقع ایران زیر اینا رو امضا کرده، به طور روزمره در ایران دارن نقض میشن. از یک سو رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای منسوب به اون با شدت در برابر خواسته های شهروندان ایرانی مقاومت میکنن و دست به سرکوبشون میزنن و حق آزادی بیان رو ازشون نقض میکنن، و از سوی دیگر اصلاح طلبانی که در طول 2 دهه گذشته بر گفتمان سیاسی ایران سیطره داشتن، با پایین آوردن سطح مطالبات جامعه ایران به عادی سازی استبداد و نقض حقوق بشر در ایران مبادرت میبرد. در این میان متاسفانه هیچ چشمانداز و امیدی برای رعایت حقوق بشر در ایران وجود نداره. از اعدام های شتاب زده اونهایی که واقعا مجازاتشون سلب حق حیات نبوده و نیست و به عنوان ضد انقلاب متهم میشن، تا تیراندازی به کولبران مرزی و کشتن اونها بدون دادرسی عادلانه، و مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیزی همچون تجاوز به زنان و مردان در زندان های ایران، قطع دست، شلاق در ملأ عام و همچنین نهادینه شدن تبعیض های مذهبی و جنسیتی. قوانین شرعی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قائل به برابری حق زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان نیست، و این نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی به ثبت رسیده و داره اجرا میشه. و در واقع واقعیت امر اینه که تحقق تعهدات بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران عملا غیر ممکنه. یعنی مثل یه در واقع یه خواب و خیاله، یه وهمه که آدم بتونه این تعهدات بین المللی رو و این اسنادی رو که خود ایران ثبت کرده و تمام دنیا بهش معتقدن، حداقل اون کشوری که زیر این اسناد رو امضا کردن، اما توی ایران یه خیال خام هست. در واقع 30 ماده اعلامیه جهان حقوق بشر بالاخص در حوزه حق حیات، حقوق زنان، حق آزادی عقیده و آزادی بیان در یک حکومت مذهبی و دیکتاتوری مثل دولت ایران عملا امکان پذیر نیست. و از اونجا که فعالین حقوق بشر هر روزه با افشای گسترده نقض حقوق بشر در ایران عرصه رو بر کشور ایران در سطح بین المللی و در میان دیگر کشورهای بشر دوست و مدافع حقوق بشر تنگ تر می کنن، به همین دلیل دولت ایران با جدیت تمام به دنبال شناسایی این افراد در داخل و خارج از کشور و سرکوب گسترده این فعالین با حبسای طولانی مدت و آزار و شکنجه اونها و اتهامات کذبی همچون جاسوسی و همکاری با دول مخاصم، ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری بر کار خودش مهر قانونی و شرعی میزنه. زندان، شلاق، شکنجه‌های مستقیم جسمی و روحی، محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی، نگهداری و شکنجه در سلول‌های انفرادی، تبعیض به زندان‌های دور از محل اقامت، تهدید خانواده ها، اخراج از محل کار و تحمیل وثیقه یا جریمه های سنگین مالی و و و و و از جمله مجازات های خشن و تحقیرآمیزی هستند که مقامات جمهوری اسلامی برای فشار به زندانیان استفاده می کنند. با وجود تمام این مصائب و صدها، باز هم مدافعین حقوق بشر در ایران خودشون رو در معرض خطر قرار میدن تا شرایط زندگی رو برای خود و انسان های دیگه، برای شهروندان دیگه ایرانی بهبود ببخشن. انتشار تصاویر و روایت مدافعین حقوق بشر نه تنها باعث میشه که سازمان ملل، دولت‌های خارجی و مردم خارج از ایران نسبت به این موضوع حساس‌تر بشن، بلکه باعث میشه که دولت‌هایی مثل دولت‌های اروپایی وقتی با جمهوری اسلامی میخوان در حال مذاکره بشن، نتونن از جرمی که بر مدافعین حقوق بشر در ایران روا میشه چشم‌پوشی کنن.
در ادامه صحبت هم بخشی از گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران رو که در 18 مارس 2022 یعنی همین ماه پیش صادر شده براتون میخونم. جاوید رحمان پنجشنبه 17 مارس سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نسبت به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در سال گذشته میلادی و همچنین کودک مجرمان، زنان و اقلیت‌های نگیم بگیم پیروان دیگر ادیان در نبود دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرد. این گزارشگر ویژه با اشاره به سرکوب خشن اعتراضات مسالمت‌آمیز 275 مورد اعدام در 11 ماه 275 مورد اعدام در 11 ماه افزایش مرگ زندانیان و گسترش بازداشت‌ها در ایران گفت که در جمهوری اسلامی ناقضان حقوق بشر مسئولیت دارند و جامعه بین الملل باید این حکومت رو در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کنه. بر اساس گزارش جاوید رحمان تنها در سال 2021 40 شهروند بلوچ و 50 شهروند کرد اعدام شدند و این نشون میده و هممون هم این رو میدونیم که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام هاست. جاوید رحمان در گزارش خودش به سرکوب اعتراضات به بی‌آبی در تابستان سال گذشته در بیش از 20 شهر استان خوزستان رو به عنوان نمونه ای از بکارگیری خشونت و زور نیروهای حکومتی علیه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم اشاره کرد. چیزی که نه تنها در دل همه ما فعالین حقوق بشر بلکه همه مردم ایران هست رو میخوام این بار از زبون این گزارشگر ویژه سازمان ملل بهتون بگم. ایشون میفرمایند از یک سو مردم ایران در ساختار حکومت نقشی در تصمیم گیری ندارند و از سوی دیگر زمانی که حقوقشان نقض میشه امکان دادخواهی ندارند. خیلی جمله سنگینیه به نظرم، یعنی واقعا قابل تعمق، چیزی هست که صدای همه ماست، یعنی درد دل همه ما فعالین حقوق بشره که ما توی کشورهای دیگه بهمون میگن که خب شما ایرانی هستی، کشور شما داره این کار میکنه، ولی واقعا مردم ایران هم شاید مثل کشور کره شمالی و حالا افغانستان یا هر جای دیگه، اونایی که به قولی داره حقشون نقشه و دولتشون دولت دیکتاتوری هست هیچ نقشی در ساختار حکومت ندارن و زمانی هم که حقوقشون نقض میشه امکان دادخواهی ندارن. نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، بریتانیا، آلمان، سوئیس و نماینده اتحادیه اروپا در نشستی با تاکید بر فوریت لغو مجازات اعدام در ایران خواستار محکومیت نقض حقوق بشر از سوی ایران شدند و طبق معمول همیشه سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش ها اون رو مغرضانه و جانبدارانه و مملو از اطلاعات نادرست خوند. جمهوری اسلامی ایران به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه بازرسی از کشور رو نمیده و اونها رو متهم به سیاه نمایی در ارائه گزارش های سالانه خودشون میکنه. همه ما میدونیم که تعداد بیشماری از فعالین حقوق بشر که اسمشون در رسانه‌ها شناخته شده تا کسانی که هیچ نام و نشونی از اونها تا به الان یاد نشده اکنون در زندان‌های ایران در سخت‌ترین شرایط برای اهدافشون با استقامت وصف‌ناپذیر دارن می‌جنگن و من به شخصه به احترام تک تک اونهایی که اسم و نشونی از اونها نیست و واقعاً فقط به حکم فعال حقوق بشر بودنشون هزاران بلا رو دارن توی زندان‌های ایران تحمل می‌کنن، در این سخنرانی اسمی از هیچ یک از این فعالین در بند نمیارم و نخواهم برد تا حقی رو از دیگران سلب نکرده باشم. سخنرانیم رو با این سوال از دولت جمهوری اسلامی ایران به پایان میبرم که اگر این گزارش‌ها و آمارها سیاه نمایی و کذب هست پس چرا به سازمان حقوق بشری اجازه نمیده تا از زندان‌های ایران و زندگی مردم ایران بازدید کنند تا به همه ثابت بشه که همه دروغ میگن و اون داره راست میگه؟ خیلی ممنون ازتون. من مایک رو رها میکنم، اگر سوالی چیزی هست در خدمتتون هست. سپاسگزارم خانم افتخار، متشکرم بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی خانم افتخار نقطه نظر دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که شنوا باشیم. بله جناب آقای یزدان‌پناه، بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست.
خسته نباشید. میگم خدمت همه دوستان و همکارم. ببینید به مطالب خیلی مهمی اشاره کردن این دوست و همکارمون. اول اینکه یه جا تو گزارش جاوید درمان نکته خیلی خوبی اشاره شده بود، تو یک ماه پیش بود تقریبا توی اینترنت من خوندمش، اینکه اول که حق دادخواهی وجود نداره، صدای مردم هم شنیده نمیشه. حالا مطلب اینه که وقتی صدای مردم شنیده نمیشه، نظراتشون مورد بحث و بررسی قرار نمیگیره، این مردم واقعا یا توی این گزارش هایی که ما سخنرانی مختلف میشنویم که میگن مسئولین یه چیز خیلی بی‌معنا هست. یعنی ما داریم از کسی کمک میخوایم توقع حل مشکل داریم که خودش عامل مشکله. پس به نظر من علارغم این که اگه بخوایم واقعا مشکل رو حل کنیم، باید بگیم واقعا راه حل سرنگونی این رژیم، یعنی ما با این رژیم رو حذف بشه که مردم باید بخوان اینو که میخوان. خب یعنی نیست که بگیم هی بشینیم بگیم مسئولین، الان تو سخنرانی قبلی در تو نورآباد محمدثنی بود، مسئولین فلان کنن، مسئولین بشنون، مسئولین این کارو نکنن، مسئولین کارو بکنن بهتره. کدوم مسئول؟ خود جمهوری اسلامی از به گزارشگران به آقای جاوید رحمان اجازه ورود به کشور برای بازرسی از زندان‌ها وضعیت حقوق بشر رو اجازه ورود به کشور نمیده، اما اومده درخواست کرده، توی چند هفته پیش بود فکر کنم، اومده درخواست کرده که بیان، نمیدونم چی، از بازرسان سازمان ملل خواسته که بیان بررسی کنن که وضعیت تاثیرات مخربه، نمیدونم چی، خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران. خب این یعنی چی؟ یعنی منافع جمهوری اسلامی کلا از منافع مردم دو چیز کاملا متضاد و کاملا جدا هست. یعنی توی دو تا خط موازی دارن پیش میرن و این اون حکومتی نیست که مردم بتونه به تعالی برسونه، مردم بتونن با این حکومت به سرانجام برسن. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم جناب آقای یزدانپناه. بله، در این که منافع دولت، منافع حکومت در واقع از منافع مردم کاملا جداست اصلا شکی نیست. اصلا به قول شما این دو تا نقطه ای اصلا متضاد هم دیگه است و اصلا ربطی به هم دیگه ندارد. سرکار خانم افتخار بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم. من در تکمیل فرمایشات آقای یزدانپناه، خب من سعی کردم که جوری مختصر صحبت کنم که وقت جلسه رو اون مثال محدود سخنران بودنمون خدشه وارد نکنه به ساعت جلسه، ولی دقیقا حرفشون کاملا درسته. ببینید بحث اینه که وقتی یک حکومت مذهبیه، یعنی حکومت ایران یک حکومت مذهبیه که خودش اومده توی تمام بند و تبصره‌هاش از یه ور دقیقا، یعنی بحث حق آزادی بیان، بحث تبعیض زن و مرد، بحث حق آزادی عقیده، اومده به تمام اینا شرعیت و قانونیت داده و به خاطر همین از نظر خود حکومت جمهوری اسلامی این کارش کاملا قانونیه، کارش کاملا درسته و صحیحه و غیر از این اشتباهه. به خاطر همین میاد مثلا سند 23 یونسکو رو به عنوان یه دخالت کشورهای خارجی و بیگانه در امور داخلی ایران میدونه، میگه اونا چه حقی دارن که درباره ما بخوان تصمیم بگیره، ما هر کاری که داریم میکنیم درسته. و چون این رو تو باور احمقانه خودش برای خودش به سطح رسونده که من کارم درسته، در نتیجه خب قطعا از کشورهای دیگه وقتی میاد مثلا میگه بیاین چیزای دیگر رو، تحریما رو نمیدونم بررسی کنید، چیزای دیگه، خب قطعا نمیاد به این موضوع خودش اشاره کنه، چون برایش این گانس کلار، برایش کاملا واضح و مبرهنه که کار من درسته، جایش مشکل نداره، شماها مشکل دارید و تحریم و چیزای دیگه مشکل است که بیان کشورهای دیگه کمک بکنن. این یه موضوعی هست که فکر کنم دقیقاً من تو صحبت سخنرانی خودم دقیقاً رو همین، وقتی که حکومتی مذهبی میشه، یعنی فقط یک مذهب رو میپذیره و اینها یه چیزایی مثل حق آزادی بیان، عقیده، زنان، کودکان، اینا برایش یه چیزای کاملاً بی‌معنیه، خب اصلا اینا رو مد نظر خودش قرار نمیده و دقیقاً همینا هست که سعی می‌کنه با سرکوب کردن اینا حکومت خودش رو برجا نگه داره. ممنونم، من مایک رو رها می‌کنم. سپاسگزارم خانم افتخار. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام مجدد میکنم. من میخوام یه سوال مطرح کنم اینجا، حالا دوستانی که آگاه هستن و اطلاع دارن. ببینید 43 سال جمهوری اسلامی داره نقض میکنه حقوق بشر، درسته؟ امثال آقای جاوید رحمان میان توی کشور بر فرض مثال یا بیرون کشور توسط سایت‌های خبری منبع اطلاع پیدا میکنن از اینکه در جمهوری اسلامی ایران داره حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض میشه، ماد داشت، درست؟ ولی چه کاری انجام شده برای این قضیه؟
چند بار اومدن مثلا بگن اوکی زندانیان سیاسی که هستن باید آزاد بشن و چقدر فشار رو بردن روی این قضیه؟ ما میخوام یه مثال بزنم، بر فرض مثال نازنین، خانم نازنین زاغر، ایشون تبعه انگلیس بودن، انگلیس اومد یه سری از اموال ایران رو آزاد کرد به خاطر اینکه ایشون رو تحویل بگیره. بقیه زندانیان ایرانی که تو سال بر فرض مثال آبان 98 گرفته شدن، سال 88 گرفته شدن، زندانی های بهایی یا هر چیز دیگه، اونا رو چه بهایی میتونه مثلا کشور خارجی بدن؟ مگه نمیگن ایران داره نقض میکنه حقوق بشر؟ چه راهکار شده؟ آیا فقط همین هستش که یه بر فرض مثال یه گزارش نویسی بشه توسط آقای جاوید رحمان یا هر کس دیگه که ایران داره نقض میکنه؟ خب همه اینو میدونن. چه اقدامی داره برای این قضیه صورت میگیره که دیگه ایران نقض نکنه؟ چرا؟ خب هممون میدونیم داره نقض میکنه، سال به سال موارد نقض شاید بیشتر بشه یا شدیدتر بشه. من از دوستان میخوام اگر کسی اطلاعی داره از این قضیه، یا اینکه آیا اصلا فشاری وارد بر ایران میشه سر این قضیه، یا فقط بر هر مثال مثال یک گزارش نویسی است، ممنون میشم اگه کسی میدونه و جواب بده. تشکر. سپاسگزارم جناب کریمی. صحبت دیگر دوستان رو میشنویم. سرکار خانم شاه سوانی بفرمایید. خواهش میکنم. عرض ادب دارم خدمت همه همکاران محترم. حالا صحبتی که آقای کریمی گفتن من زیاد نمیدونم، ولی میدونم که قدرت اجرایی آنچنانی ندارم. ولی در خصوص سخنرانی خانم افتخار عزیز، خیلی ممنون از سخنرانیشون. فقط یک نکته رو میخواستم بگم، اینکه در مورد آمار اعدام، درسته که چین بالاترین تعداد رو میده، مثلا 2017 اعلام کرد که 1000 نفر اعدامی داشتن، ولی بر اساس جمعیت چین رو اگه در نظر بگیریم 1,400,000,000 نفر، 1000 نفر. جمعیت ایران توی همون سال 2017 بر اساس حالا 80 میلیون نفر، 507 ما اعدامی داشتیم. یعنی شما تصور کنید تو زمینه اعدام، سرکوب، خشونت، حالا هر چی که میخواد باشه، چیزای منفی، مقام اول و ایران داره. فقط میخواستم به همین اشاره کنم که از نظر آمار اعدام ایران شماره یکه. ممنون. مایک رو رها میکنم. سپاس از شما سرکار خانم شاه سوانی. جناب آقای کلوته بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. صدا میاد؟ بله، درود بر شما، بفرمایید. بله، درود به همه دوستان. عرض کنم حضورتون در مورد صحبت خانم افتخار، من سال 88 زندان بودم، خودم شاهد بودم که زندانی های زیادی بودن که جرم نامشخص توی زندان بودن و خیلی طولانی مدت. حالا نمیخوام الان اسم ببرم، یه زندانی بود که از سن 17 سالگی یا 16 سالگی زندانی شده بود، اون سالی که من رفتم زندان 30 سالش بود، الان حدودا 10 سال که بیشتر، 12 سال آزادم، هنوز زندانه. یه آدم دیگه ای باز اسمشو نمیبرم، حالا اگه لازم باشه اسمشم میگم، ولی ایشون هم به یه جرم دیگه ای گرفتنش، یه جرم دیگه ای براش تو زندان درست کردن، اعدامش کردن. و واقعا این مسائل هستش، خیلی خوبه که تلاش بکنیم تا سازمان‌های بین‌المللی یه موقعیتی ایجاد کنن که آقای جاوید رحمان یا هر کسی که انتخاب میشه به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر امکان اینو داشته باشه بتونه بره داخل ایران و این مسائلی که گزارش میشه رو تحقیق کنه، بلکه جون خیلی ها رو بتونه نجات بده. و بابت این موضوع تلاش میکنیم. مرسی از این که وقت دادین من صحبت کنم. مایک رو رها میکنم. سپاس از شما، متشکرم. جناب آقای کیوان، جناب آقای تقی پور بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاسگزارم از شما و منم شنیدم صحبت‌های سایر دوستان رو. ببینید دوستان، در مورد این که
حالا بیانیه ها و یا گزارش های آقای جاوید رحمان و گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران و یا حتی سایر کشورهای دیگه، مثلا کشور میانمار الان گزارشگر ویژه داره، یمن گزارشگر ویژه داره، ولی خب یک بحثی در کنوانسیون ها و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و اونم این هستش که اینا الزام آور برای کشورها مبنی بر اینکه باید اجرا بکنند نیست. کنوانسیون ها و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر. و همین مسئله باعث میشه که کشورها از اجرای اون شونه خالی بکنن. برای همینه که بهش میگن بحث انسان دوستانه یا بحث حقوق بشر. یعنی این خودش واضح داره نشون میده که خود سازمان ملل قدرتی به اون شکل نداره. این رو من واضح بهتون بگم. و از بیانیه هایی که میده شما میتونین دقیقا نگاه بکنید. شما الان یه مثال واضح دیگه در بحث روسیه و اوکراین شما نگاه بکنید. آقای گوترش تازه میخواد بره روسیه که البته الان ترکیه است. رفته ترکیه و آقای اردوغان صحبت بکنه، بعد بره روسیه، بعد بره اوکراین. یعنی همیشه سعی میکنن سازمان ملل به قول معروف بیانیه میده ولی خودش رو زیاد درگیر جزئیات نمیکنه هیچ وقت. شما باز یک بحث دیگه نگاه بکنید. سران جمهوری اسلامی که در اعدامهای دهه 60 دخیل بودن، به عنوان مثال آقای علیرضا آوایی، این آقا کسی بوده که در کشتارهای دهه 60 دخیل بوده. آقای محسن رضایی یه نمونه دیگش، کسی بوده که در قضیه میکنوس تحت تعقیب قضایی از علنن هست، ولی ما دیدیم که محسن رضایی دو ماه پیش علنن سفرم کرد به کشور، نمیدونم ونزوئلا بود کجا بود، آمریکای جنوبی سفرم کرد، قشنگ برگشت، هیچ کس هم نتونست کارش بکنه، حتی اینترپول هم که اعلام قرمز داشت نتونست این فرد رو بازداشت بکنه. اینها همش برمیگرده به چی؟ به اینکه اینا میرن زیر پوشش دیپلماتیک، زیر پوشش پاسپورت دیپلماتیک، وقتی که میرن هیچ مقامی نمیتونه اینها رو بازداشت بکنه، حتی اگر اینها به عنوان یک جنایتکار هم شناخته شده باشن و تحت تعقیب اینترپول هم باشن. و اینها همش به چی برمیگرده؟ اینها همش به مماشات برمیگرده. ببین همون دولت کانادا، دولت آلمان، دولت انگلیس، دولت آمریکا فرقی نمی‌کنه. ببینید اینها کشورهایی هستند که دنبال منافع خودشون می‌گردن. برای اینها حقوق بشر یک، به زبون ساده بگم، بازیچه است. و اینکه بخوان اینها حقوق بشر رو بیارن بالا و بخوان جلوی یک حکومتی، جلوی جمهوری اسلامی، جلوی کشور میانمار، جلوی جنایتی که روسیه داره میکنه بخوان وایسن، میتونن، ولی منافع خودشون رو هیچ وقت از بین نمیبرن. شما نگاه بکنید الان آلمان کشوریه که از روسیه گاز میخره، چنانچه روسیه اون شیر گاز رو ببنده تمام آلمان نابود میشه از بیگازی. به خاطر همین آلمان داره مماشات میکنه با روسیه. روسیه ای که داریم همه میبینیم داره نسل کشی میکنه، داره متهم شده به جنایتکار، جنایت جنگی. دیدیم که در اوکراین شهر ماریپول چه کشتاری رو راه انداخت روسیه. آدم انسانها رو، شهروندان بیدفاع بدون سلاح رو، یارو با دوچرخه تو خیابون میرفته بستنش به رگبار. و ما داریم میبینیم که کشورها چجوری، همون آلمان داره مماشات میکنه با روسیه. برای چی؟ برای منافع خودشونه. همون سازمان ملل هم ببینید با حکومت جمهوری اسلامی مماشات میکنه. شما نگاه بکنید یک پناهنده، یک انسانی که از دست جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی از ایران فرار کرده، جونشو گرفته فرار کرده، زندگی، شغلش، خانوادهش، همسرش، بچهش، همه چیزش نابود شده، میاد پناه میاره به کجا؟ به کمیساری، مثلا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، که اسم، وقتی که اسم خودشون رو میذارن کمیساریای عالی، یعنی باید یک مجموعه ای باشن عاری از هر گونه خطا، تصمیم گیری در سطح عالی. وقتی میگه کمیسر عالی، وقتی میگه های کمیشن. ما داریم عذرخواهی میکنم آقای تحبوی، اگر امکان داره تایم رعایت بکنید چون کمی طول میشه. حتما، حتما کوتاه، اگه یک دقیقه وقت بدین حتما. مرسی، ممنون. و ما این رو میبینیم که
چه برخوردی رو میبینیم با بحث پناهندگان میکنه و چگونه داره سازمان ملل برخورد میکنه. و در رسته های دیگر هم ببینید سازمان ملل به همین شکل هست. هر 6 ماه یک باری در شورای حقوق بشر آقای جاوید رحمان میاد یه گزارشی رو میده، کشورها میان میخوبن، 10 تا 20 تا 30 تا رأی محکوم مختوم، اینقدر رأی داد تموم شد، دوباره 6 ماه بعد. چه تأثیری میذاره؟ جمهوری اسلامی گستاختر میشه، سرکوبش رو بیشتر میکنه، نقض حقوق بشر رو بیشتر میکنه. سپاسگزارم، مایک آزاد. ممنون از شما جناب آقای تایپور و از دوستان عزیزی که هم دست بلند کردن. تقاضا دارم که اگر امکان داره این بحث رو در انتهای جلسه در بحث آزادمون ادامه بدیم، چون بحث کمی طولانی شد. 2 تا سخنران دیگه هم داریم و همینطور بحث آزاد و متاسفانه تایممون هم کمه. آقای یزدانپناه رو عذرخواهی میکنم، همینطور آقای احمدی خواه. در انتهای جلسه بحث آزادمون هم در رابطه با اعدام و یکی از موارد نقضی که جمهوری اسلامی داره سالیان سال انجام میده، میتونیم این بحث رو در اونجا ادامه بدیم. متشکرم از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم، سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع نقش سپاه پاسداران در توافق برجام. سرکار خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خیلی سپاسگزارم جناب آقای ناصری. سلام عرض کنم خدمت همه همکاران عزیز. خب در واقع این موضوع یک موضوع بسیار حیاتی و خیلی مهم هستش برای کشور ما، که حالا من با توجه به اینکه خیلی گسترده بود سعی کردم که به نکات اصلی تر این موضوع بپردازم. در حالی که مردممون بعد از تعطیلات نوروز 1401 منتظر بودن که در واقع یه اثرگیری در مذاکرات برجام و به سرانجام رسیدن اون رو داشته باشن، یک سری حملات موشکی سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی تحت حمایت این نیرو به شرکت آرامکو و اربیل عراق داشتم و این باعث شد که تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران وضع بشه. بنابر اعلام کاخ سفید، فردی در ایران و شبکه شرکت‌های اون که وظیفه تهیه مواد مربوط به پیشران موشک‌های بالستیک برای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بر عهده داشته، به فهرست افراد و شرکت‌های تحت تحریم آمریکا اضافه شده. تحریمایی که اعلام شد حتی در صورت توافق برجام هم برداشته نمیشه. خب به این ترتیب سیر حوادث روزهای اخیر توی این هفته‌های اخیر نشون میده که 2 تا شرط اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات، یعنی لغو تحریم‌های سپاه و منافع مد نظر روسیه، هر روز داره با چالش‌های تازه‌ای مواجه میشه و با این حال حملات موشکی به اربیل و شرکت آرامکو عربستان سعودی هم پیام دیگه‌ای داره که میتونه اونو دلیل تحریم‌های جدید آمریکا بدونیم. روسیه هم بدون وارد کردن فشار از طریق بالا رفتن قیمت نفت و گاز و حل نشدن مشکل تامین سوخت اروپا برای خروج موافقت آمیز از بحران تجاوز نظامی به اوکراین راه پیش خود روی خودش نمیبینه و از این رو گفته شده که حملات اخیر سپاه و متحدانش به اربیل و آرامکو در واقع حامل این پیام به عربستان و کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس بوده که کسی رو جایگزین روسیه در بازار انرژی نکنن یا نمیشه. در واقع مذاکرات وین هم بعد از وقوع جنگ اوکراین دچار وقفه شد و هنوزم معلوم نیست که این دور 8 مذاکرات پایان گرفته باید تلقی بشه و شروع مجدد دور 9 خواهد بود، یا اینکه هنوز مذاکرات در دور 8 توی نقطه متوقف شده که دوباره بعد از سر گرفته بشه.
در ابتدا تغییر موضع دولت روسیه توافق نهایی رو در دسترس تلقی میشد با مانع مواجه کرد. اما هم موقع معلوم بود که دولت ایران و آمریکا هنوز بر سر چند تا موضوع کلیدی به تفاهم نرسیده بودند. علی‌رغم اینکه بعد از دیدار حسین امیر عبدالله وزیر خارجه جمهوری اسلامی با سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه در مسکو اعلام کرده بود که روسیه پیش شرطی متفاوت با مفاد برجام در صورت دستیابی به توافق در میان نداره، اما بلوک یک به اضافه چهار عملا جلسه تا کنون هم نداشته. البته در آخرین دور گفتگوها معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که مذاکرات به پایان کار خودش رسیده و بازگشت به برجام نیازمند تصمیم گیری سیاسی در تهران و واشنگتن هستش. اما رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در ادامه اعلام کرده بود که توافق علی‌رغم کاهش اختلاف هنوز دور از دسترسه و نمایندگان دولت آمریکا به طور نسبی بدبینانه ترین ارزیابی رو اعلام کردن که خوشبین به توافق بر سر بازسازی برجام نیستن. مقامات جمهوری اسلامی هم دولت آمریکا رو مانع به نتیجه رسیدن توافقات میدونن و در واقع اینجوری مدعی هستن که روی مفاد بازگشت به برجام بین دولت‌های ایران و اروپا، روسیه و چین تفاهم حاصل شده، اما آمریکا تقاضاهای بیشتری رو مطرح کرده که به زعم اونا غیر قابل قبوله و همینطور اعلام کرده که شرط مذاکره مستقیم با آمریکا اثبات حسن نیت این دولت با آزاد کردن برخی از منابع مالیه. خب تا اونجا که همه دوستان میدونید بیشترین اصرار ایران توی برجام مسئله آزاد کردن پولهای بلوکه شده شون هستش و اینکه به هر حال از طرف رهبر جمهوری اسلامی در واقع برای برجام، یعنی در مورد دولت ایران خط قرمزهایی در برجام مطرح شده که حالا با در واقع امتیازاتی که آمریکا بخواد به ایران بده و همچون ایران این خط قرمزها مانع هستند. اما ادعاهایی که در صورت توافق بین دولت ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان پخش شد که در حاشیه اون برخی از منابع مالی فریز شده در بانک‌های خارجی که رقم چندان بالایی نیست قرار شد که آزاد بشه و منتهی منابع نزدیک به دولت آمریکا هم این ادعا رو رد کرد. ابراهیم رئیسی هم که اعلام کرده بود که حکومت ایران از حقوق هسته‌ای و فعالیت‌های اتمی دست نخواهد کشید و در عین حال خواهان توافق مذاکرات هم نیست. اون همچنین اظهار کرده بود که سیاست هسته دولت راهبرد اعلامی آقای خامنه‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو هم یکی از موضوعات سیاست خارجی میدونه که یعنی دقیقا همون خط قرمز جمهوری اسلامی. بعد 250 تا از نماینده‌های مجلس اومدن توی نامه مکتوب ضمن حمایت از مواضع هیئت مذاکره کننده اتمی دولت 13 خواهان مطالباتی مثل اطمینان از تضمین قانونی دولت آمریکا برای برداشته شدن واقعی تحریم‌ها و عدم خروج از برجام و تصویب اون در کنگره آمریکا، استفاده از تمامی منابع بلوکه شده بدون محدودیت، مراودات تجاری آزاد با دنیا و جذب بودن محدودیت‌های سرمایه خارجی، عدم اعمال تحریم جدید از سوی دولت آمریکا بعد از احیای برجام و اطمینان از عدم فعال شدن مکانیزم ماشه در آینده شدن. محمد باقر قالیباف هم رئیس مجلس با دفاع از مصوبه مجلس 11 در خصوص قانون اقدام راهبردی برای سیانت از حقوق هسته‌ای مدعی شد که این قانون قفل صنعت هسته‌ای رو باز کرده و اون خواهان توافق شد که انتفاع اقتصادی برای مردم داشته باشه. اما امیر عبداللهیان و علی باقری هم رئیس هیئت مذاکره کننده ایران هم در دیدار با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طبق ادعای محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی این کمیسیون
گفتن که اعضا قانع شدن که در مذاکرات وین تخطی از خطوط قرمز و منافع ملی انجام نشه. حالا هرچند که مجلس در ساختار تصمیم گیری در مذاکره غیر مستقیم با دولت آمریکا نقش خاص و تعیین کننده نداره و شماری از خواسته ها نیز شعاری و غیر واقع بینانه است، اما این بیانیه دریچه برای فهم موانع موجود هستش. و نکته جالب در اونجاست که علارغم موضع‌گیری مقامات دولت و ارتش آمریکا مبنی بر ضرورت حفظ سپاه قدس در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور، در نامه نمایندگان مجلس به این موضوع به طور خاص و سریع اشاره نکرد. من یک کوچیک در مورد این قضیه توضیح میدم که دولت آمریکا به تقریبا به این نتیجه رسیدن، یعنی اما این اعلام قطعی نکردن که میتونن خود سپاه پاسداران رو از لیست تحریم حذف کنن اما سپاه قدس رو نه، که خب این هم از طرف دولت ایران پذیرفته نشد. حالا از سوی دیگر هم دولت بایدن هم موضع محکمی در مقابل انعطاف در برابر سپاه نشون داده و تحریم سال 2019 که توسط دولت ترامپ تصمیم جنجالی بود که مخالفانی در درون دولت و جمهوری خواهان داشت، جمهوری اسلامی هم علی‌رغم تهدیدات محمد علی جعفری فرمانده سپاه سابق واکنش تندی نشون نداد، اما در این حال در برابر فشارها بر سپاه هم تسلیم نشده. اما سپاه در ادامه روند دههای گذشتهش موقعیتش بر اساس معادلات میدانی در خاورمیانه رشد نسبی داشته و در این حال هم با چالش‌های تازه در لبنان و عراق مواجه هستش. همچنین خواستهاش در یمن که در واقع ابزار اجرایی نهاد ولایت فقیهه، در مذاکرات با عربستان عملی نشد و در نتیجه سطح تنش رو افزایش داد. سیاست بازدارندگی نظام در برابر رویکرد تهاجمی دولت اسرائیل هم تغییر پیدا کرده و از حالت غیر تعجیلی و دفاعی به برخوردهای ایزایی بیشتر و نزدیک به مستقیم تحول پیدا کرده. در این شرایط اولویت نظام عادی شدن سپاه بعد از احیای برجام، اما دورای هفتم و هشتم مذاکرات وین برای دولت رئیسی و در سطحی بالاتر خامنه‌ای به طور قطعی روشن کرده که این خواسته مقدور نیست. علاوه بر اون دولت بایدن هم خواسته های فرابرجامی در خصوص تغییر رفتار سپاه در منطقه رو داره که برجام مقدمه‌ای برای توافق حول دیگر حوزه‌های اختلافی با در نظر گرفتن ملاحظات اسرائیل و بلوک همسو با عربستان سعودی در کشورهای عربی بشه و جمهوری اسلامی هم تا کنون پذیرایی خواسته نبوده که در واقع قفل اصلی بازگشت به برجام رو تشکیل بده. اونچه که برای دولت جمهوری اسلامی خط قرمز تخطی ناپذیر به نظر میرسه پاسخ منفی در خصوص خواستهای فرابرجامی به خصوص در زمینه محدودیت در حوزه عمل برون مرزی سپاهه، اما ایستادگی بر سر اون هم تابع از شرایطه که تا چه میزان دولت بایدن بر خواستهاش اصرار میکنه و تا چه اندازه جمهوری اسلامی تاب‌آوری در مورد مخاطرات تداوم تحریم‌های سنگین خواهد داشت. جنگ اوکراین هم که موقعیت روسیه به عنوان متحد جمهوری اسلامی در مناسبت جهانی رو ضعیف کرده و از اون طرف هم دولت آمریکا بین خود سپاه و سپاه قدس ارتش تفکیک ایجاد کرده و این پیام هم داده که در شرایطی یعنی تعدیل و تغییر رفتار سپاه در منطقه حاضره که سپاه قدس رو در فهرست سازمان تروریستی نگه داره اما خود سپاه رو خارج کنه. همچنین حد اکثر بخشی از تحریم‌های سپاه هم برداشته میشه، نه تمامی اون. تغییر ناپذیری سیاست دولت آمریکا و گذشت زمان به ضرر جمهوری اسلامی میشه و نگرانی از اینکه دولت بایدن و متحدان اروپاییش به سراغ فعال کردن یا به کنار گذاشتن برجام برن کارت‌های بازی نظام و توان چانه‌زنی اون رو محدود کرده. البته دولت بایدن نیز با توجه به تغییر صحنه بین‌المللی و تغییر
اولویت ها بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین هم ممکنه بر سر خواستهای فرابرجامیش انعطاف نشون بده تا هرچه زودتر با تزریق نفت ایران به بازار از قدرت اثرگذاری روسیه بر اقتصاد جهانی کاسته بشه. اما در این شرایط به نظر میرسه که کماکان خواسته اصلی جمهوری اسلامی ایستادگی بر سر بازگشت به برجام به عنوان سقف خواسته ها، حفظ زیرساخت هسته‌ای و تداوم استفاده از نسل‌های پیشرفته سانتریفیوژ ها در تولید و محکمکاری برای حفظ تعهدات برجامی دولت آمریکا و اطمینان از برداشته شدن تحریم هاست. همچنین با اقدامات تاکتیکی و عملیاتی اراده خود بر تغییر ناپذیری سیاست منطقه‌ای و رفتار سپاه رو به نمایش میذاره. تو این چارچوب دور دیگری از دور آزمایی بین دو طرف هم شروع شده که زمان بازسازی برجام رو تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته و بر پیچیدگی اون به طور نسبی افسوده. اگرچه که مذاکرات وین در آخرین سربالای دوچار تنگ ناشده و حرکاتش فعلا متوقف شده، اما اونچه که هنوز باعث میشه که رشد امید کاملا گسسته نشه اینه که دو طرف نزا گزینه قابل اعتنای دیگری با ریسکای محاسبه شده ندارن. در واقع اینجا میتونیم به این اشاره کنیم که هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و هم بایدن دنبال توافق و به دنبال امتیازهای بیشتری هستند. اما خب خامنه‌ای به خاطر فروپاشی اقتصادی که در ایران هستش الان تمایل به رفع تحریما داره، ولی از لحاظ اینکه در داخل مشکلی وجود داره که اومدن اینا نزدیک شاید بیشتر از 20 سال هزینه های بزرگ ملی انجام دادن برای همون انرژی هستشون و توی این توافق در واقع باید اون چه که غنی سازی کردن رو دور بریزن یا یعنی در واقع به خارج از کشور بدن. و از اون طرف هم برای سپاه این تحریم ها خیلی خوب بوده و اصلاحی میکنم خوب بوده چون میتونستن از طریق دور زدن تحریمات، چون کارهایی که انجام میده سپاه که حالا در ادامه براتون توضیح میدم، در واقع پولهایی که از این تحریم از دور زدن تحریم ها سپاه دریافت میکنه چون حساب کتابی نداره و در واقع مجبور، یعنی نمیخوان و نمیتونن این رو به صورت گزارش به مردم بدن و یه چیزی غیر شفاف هست، اینه که شاید سپاه به این صورت هم تمایلی نداره به این قضیه حذف شدن یا حالا توافق برجام، چون از این بودش به نفعشه. اما یه تاریخچه از سپاه پاسداران رو من براتون میگم و اینکه چه کارهایی سپاه پاسداران انجام داده و میده که خود این باعث شده این اتفاقات بیفته و این تأثیرات رو در برجام داشته باشه. در واقع سپاه پاسداران یه نیروی نظامی مبتنی بر اسلامگرایان است که نه تنها وظیفش حفاظت از ارزش‌های حکومت اسلامی در ایران رو به عهده داره که متحد این ارزش‌ها رو به دیگر نقاط جهان هم صادر کنه. سپاه پاسداران با ارتش کلاسیک ایران خب خیلی تفاوت داره و از اوایل قرن 20 که ایران یه دو ارتش منظم مطابق با معیارهای ارتش‌های مدرن غربی بود داشت، ولی با این وجود پس از تحولات اسلامگرایانه سال 57 ارتش ایران از سوی رهبران انقلاب به عدم انقلابگری متهم شد. در نتیجه تصمیم گرفتن که یه نیروی نظامی ایدئولوژیک ایجاد کنن که فقدان تعصب ایدئولوژیک نزد ارتش رو جبران کنه و به این ترتیب سپاه به وجود اومد. با این حال پیش از تحولات 57 در ایران هسته اصلی سپاه هم افراد تندرو اسلامی و چپ‌ها بودن، یعنی شکل گرفته بود که در جریان نبردهای داخلی و بین المللی در سوریه و لبنان آموزش دیده بودند و مهمترین این نبرد هم جنگ داخلی لبنان بود. در واقع سپاه پاسداران کار خودش رو با عنوان بخشی از تلاش‌های بین المللی ضد غربی و ضد اسرائیلی آغاز کرد
و که تا امروز هم ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایل اقبال برخی جریان‌های بین‌المللی به دولت اسلامیه. در جریان جنگ ایران و عراق هم سپاه جایگزین ارتش منظم به عنوان نیروی اصلی نظامی ایران شد که این رو من حتما اینجا تاکید کنم بهش که در زمان جنگ کار سپاه کشتاره در واقع معترضین کرد در کردستان ایران بود و همچنین چند تا شهر دیگه که من براتون میگم اسم اون شهرها رو، در واقع کار اصلی سپاه این بود و به این صورت تونست با مخالفین در واقع دولت جمهوری اسلامی مبارزه کنه. بعد از جنگ هم که تقریبا به نفع عراق تموم شد، سپاه به دنبال جاه طلبی های اسلامگرایان تو قالب دیگری از ماجراجویی خارج از کشور در واقع به عنوان ابزار اصلی دولت جمهوری اسلامی، یعنی دولت که نه در واقع حکومت اسلامی، برای صادرات امپریالیسم اسلام گرایانه به سراسر خاورمیانه و گستره گیتی تبدیل شد و از دل اون نیروی به نام قدس سپاه که به صورت رسمی از اوایل دهه 90 میلادی ایجاد شده بود تا به صورت سیستماتیک برنامه توسعه ایدئولوژی و نفوذ سیاسی حکومت اسلامی در خارج از مرزهای ایران رو هدایت کنه. سپاه قدس هم از زمان پیدایشش مطابق با وظیفه که براش در نظر گرفته شده بود درگیر منازعات خونین در سراسر جهان از جمله جنگ بوسنی، جنگ داخلی افغانستان، جنگ حزب الله با اسرائیل و جنگ داخلی سوریه و جنگ داخلی یمن بود. سپاه قدس موظف بود تا بازیگران منطقه‌ای مثل حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه و بحرین و عربستان سعودی و افغانستان رو سازماندهی و پشتیبانی کنند. و همچنین گهگداری هم با نیروهای سنی مثل القاعده، طالبان و داعش که لزوماً هم عقیده حکومت شیعه نیستن همکاری کرد یا در عملیات پشتیبانی از اونها شرکت کرده. در این گونه موارد اهداف مشترکی بین دولت ایران و گروه‌های سنی وجود داشته که معمولاً فعالیت‌های علیه غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها بوده. اما سپاه در ابتدا سهم اندکی در سیاست آشکار ایران داشت، چون روح‌الله خمینی رهبر و بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران حکم صادر کرده بود که بر مبنای اون سپاه حق ورود به عرصه سیاست رو نداشت. با این حال پس از جنگ ایران و عراق و مرگ خمینی و رهبری خمینی، نزاع بر سر قدرت در درون دولت ایران شعله‌ور شد و تغییراتی رو در اولویت‌های استراتژیک برون‌مرزی به وجود آورد که مطابق اون سپاه با آغاز ورود آشکار به عرصه سیاست ایران کرد. مثل تمام نیروهای نظامی تو دولت‌های تمامیت خواه، مثل SS در آلمان نازی یا ارتش سرخ در اتحاد جماهیر شوروی و ارتش‌های کمونیستی چین در کوبا، اونچه که مسلمه نیروی مورد علاقه و اعتماد رهبر جمهوری اسلامیه. در واقع سپاه موشک داره، حالا هم چه در خشکی چه در دریا، چشم فضا هم داره، موشک ماهواره بر داره و فعالیت‌های اقتصادی گسترده داره و تقریبا تو همه زمینه‌ها بیرون از مرز ایران هم فعالیت می‌کنه. فرمانده سابق نیروی سپاه قدس که اعلام کرده بود که حتی سفیر هم تعیین می‌کرده، یعنی به گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین ایران گفته بود که سفیر ایران در عراق رو انتخاب کردم. در صحبتش هم میگفت که ما برای انتخاب با وزارت امور خارجه هم هماهنگ کردیم، یا همینطور در تونس. اما دولت ابراهیم رئیسی بر اساس خیلی از گزارش‌هایی که بیشترین تعداد نظامیان رو در تاریخ جمهوری اسلامی به خودش اختصاص داده و به گفته خیلی از منتقدان از این جهت شباهت زیادی به دولت احمدی نژاد داره، چون در واقع باز شدن پای سپاه در عرصه سیاست که امروز هستش از زمان دولت احمدی نژاد شکل گرفت. و حالا جدا از وزرا،
دولت رئیسی بیشترین استاندارا، فرمانداران و معاونان نظامی رو هم از سپاه پاسداران داره. در ایران هم که میدونیم رئیس مجلس هم یه سپاهی سابق بوده. در واقع الان حکومت تقریبا یک دسته و سپاه هم بی‌رقیب شده و حالا نهادی نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی شده. فرهنگ هم که علت باب میل همه مردم نیست، اما وصل بودن به این همه منبع ثروت و قدرت هم برای اونا کافی نیست. در واقع سپاه پاسداران زیر مجموعه یک حکومت شهروندی نیست. سپاه در حقیقت تجسم ایدئولوژی انقلابگریه و بر همین مبنا هم وظیفه خودش رو اجرا و پیشبرد ایدئولوژی رو به هر وسیله ممکن میدونه. در مورد سپاه هم به طور خاص ایدئولوژی اسلامگرایانه بهشون حکم میکنه تا از طریق مرعوب ساختن دشمنان اسلام و غلبه بر کل جهان حکومت اسلامی جهانی تأسیس کنه و برای تحقق این هدف سپاه پاسداران نه تنها بر بخش نظامی که بر بخش اقتصاد و سیاست ایران هم چیره شده. امروز مقامات دولت با حرف و ظریفیت و مقامی عضو سابق یا فعلی سپاه پاسدارانه که همونطور که گفتم حدود 3/4 اعضای مجلس دولت هم عضو سپاه هستن، که حالا علاوه برای تقریبا کل تجارت، صنعت، سیستم بانکی ایران توسط سپاه پاسداران یا وابستگان اونا اداره میشه و تو همین راستا هم سپاه پاسداران انحصار شدیدی بر واردات و صادرات و سرمایه گذاری های برون مرزی اعمال کرده که اصلی ترین راهکار دولت برای انجام عملیات پولشویی در عرصه بین المللیه. خب پس به این ترتیب میتونیم بگیم که سپاه ایران و شهروندان ایرانی رو برای تحقق رویای خودش، یعنی ایجاد یه حکومت اسلامی جهانی، به گروگان گرفته و در طول تاریخ خود در راستای هدفش مبنی بر صادرات ایدئولوژی اسلامی و مچ کردن دشمنان اسلام و ایجاد مناطق تحت نفوذ خود در سطح جهان دست به برخی از فجیع‌ترین و شنیع‌ترین اقدامات تروریستی در پهنه گیتی زد. من چند تا از کارهایی که حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در واقع سپاه حالا چه از طرف نیروهای نیابتی خودش در این عملیات ها دخالت داشته براتون بازگو میکنم، که یکی بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 بود در بوبوی جنگ داخلی لبنان، که 307 از نیروهای آمریکایی و نیروهای حافظ صلح فرانسوی درش کشته شدن. بمب‌گذاری سال 1988 منجر به کشته شدن 259 مسافر پرواز آمریکایی شد. بمب‌گذاری آمیا در سال 1994 در مرکز یهودیان آرژانتین بود و بمب‌گذاری در برج‌های خبر در عربستان. همچنین حمله بنغازی در سال 2012 به اثر آن کنسولگری آمریکا مورد هدف قرار گرفت و موجب کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی و 3 دیپلمات دیگر شد. و همینطور علاوه بر این حملات تروریستی چشمگیر سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی و مثل حزب الله لبنان، 8 شعبی عراق و طالبان افغانستان مسئول کشتار مداوم نیروهای ائتلاف در خاورمیانه و ایجاد ناآرامی و همچنین قاچاق گسترده مواد مخدر در آمریکای لاتین، به گروگان گرفتن شهروندان غربی از جمله نیروها شهروندان آمریکایی در خاورمیانه و جنایات جنگی در سوریه و یمن بوده و به همین دلیل هم دولت پرزیدنت ترامپ سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اون رو ملقب کرد به لقب تنها نیروی نظامی دولتی در تاریخ جهان که به عنوان نیروی تروریستی معرفی شد. خب من در انتهای سخنرانی فقط میتونم این رو عرض کنم خدمت شما که با توجه به تمام این سوابق و خیلی چیزایی که من نگفتم به خاطر اینکه خیلی زیاد هستش، در واقع قضاوت بر عهده شما. سپاسگزارم که به سخنرانی من گوش دادید. سپاسگزارم خانم بیرجندی، متشکرم. میشنویم صحبت‌های دوستان رو. جناب آقای کیوان بفرمایید، خواهش می‌کنم، مایک در اختیار شماست.
سلام، صداتون ضعیف جناب آقای کیوان. صدام هست؟ بله صداتون هست. بازم خیلی ممنونم به خاطر این وقتی که بهم دادین و خیلی سپاسگزارم به خاطر صحبت‌های خانم بیژندی. عرض کنم یه جایی ایشون ذکر کردن در مورد سپاه که به نظر من این یه قسمت کوچیکیش فکر می‌کنم در واقع تعریفی باشه که مورد پسند جمهوری اسلامیه، یعنی به واقع اینجوری که گفته شده میگن سپاه گروهی بوده که برای محافظت رهبری تشکیل شده و به مرور زمان گسترش پیدا کرده، به خصوص در زمان جنگ و نیرو گرفتن از نیروهای بسیجی که یواش یواش گسترش پیدا کرده. به این شکل عرض کنم حضورتون چند سال پیش هم، حالا جدا از این بحث سیاهی نمایی هایی که دولت ها میکنن، اما اعتراضی که آقای روحانی در مورد بودجه برای سپاه، بودجه در نظر گرفتن دولت برای حقوق سپاه درخواست کرده بودن، اعتراضی که کرده بود، گفته بود سپاه برای خودش درآمدهای خودشو داره، امکانات خودشو داره، تازه در جهت سیاست های دولت رفتار نمیکنه. یعنی وقتی ما یک کالایی یا ورودش رو ممنوع میکنیم که قیمت ها مشخص بشه، سپاه از گمرک های خودش وارد میکنه، برای خودش درآمدزایی درست میکنه، یعنی تمام سیاست های دولت رو به هم میریزه. اما واقعا سپاه به نظر منم مردم ایران رو برای اهداف خودش به گروگان گرفته و تروریست. صحبت خیلی عالی بود، ممنونم که به من وقت دادیم. با سپاس میکروفون رها میکنم. سپاسگزارم جناب آقای کیوان، متشکرم. جناب آقای یزدانپناه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. مجدد خسته نباشید خدمت همکاران. ببینید دوستان، اون چیزی که در از این سخنرانی برمیاد یا صحبتایی که میشه توی رسانه‌های مختلف اینه که اصلا از برجام پولی سر سفره مردم نمیاد. دلیل داره. ببین، زمانی که برجام در زمان اوباما به امضا رسید، خب حدودا یک سال بود که این برجام برقرار بود، آمریکا هم جزء برجام بود، ولی هیچ شرکتی حاضر به سرمایه‌گذاری تو ایران نشد. این یه واقعیته. علتش این بود که شرکت‌ها اصلا نمی‌خواستن سرمایه خودشون رو به خطر بندازن، چون می‌دونن توی ایران یه ارگانی وجود داره به نام سپاه که تمام شرکت‌های کوچیک رو می‌خوره، یعنی اجازه نمی‌ده اینا فعالیت اقتصادی داشته باشن مگر اینکه زیر مجموعه این باشه. و در واقع ساختار اقتصادی برای شرکت‌های بین‌المللی وجود نداره تو ایران. هیچ ساختار مناسبی نیست که بخوان، هیچ بنیان مناسبی نیست که بخوان بیان سرمایه‌گذاری کنن. و این یه دروغ بزرگی که جمهوری اسلامی مردم خودش داره میگه. نه تنها پول سر سفره مردم نمیاره، بلکه اگرم به توافق هم رسیده بشه، خب اینکه اول ببینید چرا تراب از برجام بیرون رفت. دروغی که جمهوری اسلامی ملتش میگه به خاطر فعالیت تروریستی و ضد حقوق، نقض قوانین حقوق بشر رو نمیدونم، فعالیت‌های موشک‌های بالستیک سپاه، ترامپ برجام رو لغو کرد. هر کشوری فعالیت بالستیکی داشته باشه تحریم میشه، این واقعیته، این قوانین سازمان ملله. و ترامپ یک جانبه از برجام خارج شد. خب حالا فرض کنید دوباره برگره برجام، فکر می‌کنه اون حجم پولی که بخواد آزاد بشه چیکار می‌کنه؟ چون این حجم پول لغو نمیگرده در زمینه تولید، یعنی نمیاد توی بخش تولید کشور ایران صرف بشه، میتونه یه تورم وحشتناک ایجاد کنه که یعنی مثل یه سیل تمام ایران رو با خودش غرق میکنه. و بعد یه نکته دیگه، دوستمون توی سوال گفتن که این قطعنامه‌های سازمان ملل چه تأثیری داره. ببینید درسته مماشات وجود داره، در این شکی نیست. مماشات وقتی اون دولت‌ها میرن توی سازمان ملل میشینن، اونجا کمیسیون‌های مختلفی وجود داره، گروه‌های مختلف وجود داره، میشینن بحث میکنن، یه بحثش حقوق بشره، ولی منافع شرکت ها ایجاب میکنه خب که حقوق بشر رو نادیده بگیرن، این واقعیته. ولی اسمش حالا میشه مماشات گذاشت، هر چیز دیگه. ولی مماشات هم در صورتی میتونه موفق باشه که ما سکوت کنیم، یعنی ما همین که فعال حقوق بشر هستیم همین موارد رو یادآور نشیم. من یه نمونه خیلی بارز میگم از آقای کاظم رجوی، دکتر کاظم رجوی که در دهه 60 بنیانگذار حقوق بشر ایران هستن. ایشون خب ایشون تونستن پرونده ایران به سازمان ملل بکشونه، پرونده حقوق بشری ایران،
و تونستن حق پناهندگی رو برای ایرانی ها تو بسیار از کشورها به رسمیت بشناسن. اینکه الان من نوعی اینجا دارم درخواست پناهندگی میدم یا خیلی های دیگه، این به خاطر فعالیت هایی که ایشون انجام داده. خب ما نمیتونیم بگیم چون آره حقوق بشر داره لغز میشه تو خلاص. یه بحث دیگه مسئولیت قضایی، مسئولیت قضایی تا یه حدی، مسئولیت قضایی مسئولین نظام تا یه حدی قابل قبوله. نمونهش ما اسدالله اسدی رو داریم که اقدام به انجام عملیات تروریستی تو سال 2018 در اروپا رو داشت. ایشون دیپلمات ایران توی اتریش بودن ولی توی آلمان دستگیر شدن. پس مسئولیت قضایی هم یه محدودیتای برای خودش داره، نمیشه گفت اینا هر کاری بخوان میتونن بکنن. یا نمونه دیگه‌اش خمیر نوریه که دادگاهش الان داره رأی برای صادر میکنه. ایشون همدست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی نظام هستن که توی سال 68 اقدام به اعدام‌های خودسرانه کرد، اعدام‌های حدود 30,000 زندانی رو انجام داده بود و به خاطر همین هم است که ابراهیم رئیسی جرأت نکرد توی اجلاس گلاسکو بره اونجا و توی اجلاس آب و هوای گلاسکو بره اونجا شرکت کنه، چون میدونست براش پرونده تشکیل میشه و بازداشت میشه. مسئولیت قضایی هم یه محدودیتی داره، نمیشه گفت که هر کاری بخوام بکنن و برن. و این قطعنامه ها درسته که 100% نتیجه نمیده ولی خب در حال یه در جای خودش موثر هستن. من مایک رو راه میکنم. سپاسگزارم آقای یزدان پناه، متشکرم. دوستان همراهان عزیز ممنون میشم که تایم صدیقه رو در نظر بگیرن تا صحبت ها خیلی طولانی نشه. جناب آقای تقی پور بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاسگزارم از شما. ببینید دوستان، وقتی که ما صحبت از سپاه پاسداران میکنیم صحبت از یک مافیا داریم میکنیم، مافیایی که از شرق به چین وصله، از غرب هم در آمریکای جنوبی و در خود آمریکا و کانادا وصله، در شمال هم به روسیه و در جنوب هم به یمن و سودان و کشورهای آفریقایی حتی، که ما مواردش رو بسیار دیدیم. در یک به قولی به زبان ساده با یک قول بیشاخودومی طرف هستیم که در همه دنیا ریشه دوونده. به چه واسطه؟ به واسطه پول نفت ایران. الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم تمام فروش نفت ایران تمام دست سپاه پاسدارانه، تمام واردات و صادرات ایران تمام دست سپاه پاسدارانه، تمام این که کی میتونه چه سمتی رو بگیره دست سپاه پاسدارانه، تمام سیستم و ریشه حکومت دست سپاه پاسدارانه. و اگر ما میبینیم که حالا کشورهای دیگر رو ما داریم میبینیم که این دوستمون فرمودن که مماشات یه حدی داره، اگر دوست عزیز آقای حمید نوری هم اگر بازداشت کردند، حمید نوری در سوئد بازداشت شده. این نکته ای که میگم رو شما امروز نگه دارید. حمید نوری به این دلیل بازداشت شد که فردا روزی با احمد رضا جلالی معاوضه بشه، کما اینکه صحبت‌هایی هم مبنی بر این معاوضه شده که حمید نوری رو بده سوئد و احمد رضای جلالی که شهروند سوئد هست رو بگیره. یعنی این یک معامله پایاپای میشه. این هم به این دلیل نشد که برای گرفتن حق انسان ها. و صحبت ها و تمام صحبت های به قولی تا میتونم بگم 40-50% این صحبت هم بین دولت سوئد و جمهوری اسلامی شده. شما ببینید احمد رضا جلالی رو حکم اعدام داره. پاییز سال گذشته بود، پاییز سال 99 بود، احمد رضا جلالی رو بردن گفتن که میخوایم انتقالت بدیم به زندان رجای شهر برای اعدام، ولی اعدامش نکردن. و ما دیدیم که احمد رضا جلالی چندین سال در بند 209 زندان اوین در سلول انفرادی در بدترین شرایط داره نگهداری میشه. برای چی اعدامش رو اجرا نمیکنن؟ به خاطر اینکه میخوان معاوضهش بکنن با حمید نوری. و این یک معامله پایاپایه، دلشون برای مردم نسوخته. من این رو سرم رو بالا میگیرم و فریاد میزنم و به واقع میگم، چرا اینکه تجربیات بسیار زیادی رو در این 12-13 سالی که خارج از ایران هستم به دست آوردم، خوندم، تحقیق کردم و دیدم. اینها تماما بازی هایی هستش که متاسفانه حکومت ها دارن با جان انسان ها میکنن، چه جمهوری اسلامی و حتی کشورهای اروپایی. سپاسگزارم. مایکاز سپاس گذارم. متشکرم آقای تایزاده، سپاس از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم جناب آقای آرشا کچویان با موضوع
حق آزادی قلم و اندیشه نویسندگان و وبلاگ نویسان. جناب آقای کچویان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود و عرض ادب و تشکر بابت تمام بحث‌های خوبی که تا اینجا شکل گرفت. حق آزادی بیان یکی از آزادی‌های اساسی بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. یعنی دولت‌های عضو میثاق‌های مربوط متعهدند بدون ملاحظه امکانات موجود و یا شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه این حقوق را تضمین و محترم بشمارند. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 میگوید هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و دریافت و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران عضو این میثاق است و با ملاحظه ماده 9 قانون مدنی ایران که میگوید مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است، موظف است که این حق را برای ایرانیان محترم بشمارد. این آزادی در قالب نوشتن کتاب، مقاله، انتشار مجله و روزنامه، سخنرانی، کنفرانس، وبلاگ نویسی، تهیه برنامه‌های رادیو و تلویزیون و مانند آن تحقق می‌یابد. در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همچنین در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده است در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. با مطالعه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح متوجه می‌شویم که در کنوانسیون به حق آزادی عقیده و آزادی بیان توأمن اشاره شده است. یعنی رابطه آزادی بیان و آزادی عقیده به گونه است که این توجه به آنها به صورت توأمن صورت گرفته است. آزادی عقیده در واقع پایه آزادی بیان است. یعنی اساساً مگر میتوان گفت کسی از نظر عقیده آزادی ندارد؟ به این جهت که عقیده امری درونی است، بنابراین آزادی عقیده بدون آنکه ابراز و به تعبیر دقیق تر بیان نشود امری بی اثر و بدون خطر است. به عبارت دیگر آزادی عقیده بدون وجود دارد و بایستی در این موضوع به منع تفتیش عقیده توجه شود و نه صرفاً به آزادی عقیده، چون که از طریق تفتیش عقاید با وسیله بیان عقاید شخص آشکار می شوند و از این پس قدم در حیطه آزادی بیان گذاشته ایم. برای آن که به یک کشور مردم سالار برسیم شرایطی باید محقق گردد که بدون وجود هر کدام از آنها تحقق یک حکومت مردم سالار ادعای بیش نمیتواند باشد. به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی ارکان اصلی وجود دموکراسی در هر کشوری عبارتند از 1. مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای اجتماعی، 2. شفافیت کنش‌های حکومت، 3. پاسخگو بودن حکومت. دانشمندان همچنین پس از بیان این 3 رکن بنیادین به رکن 4 دموکراسی اشاره می‌کنند که مکمل 3 رکن قبلی می‌باشد. آنها می‌گویند مطبوعات رکن 4 دموکراسی به شمار می‌رود که در اینجا بدان می‌پردازیم. آزادی مطبوعات از اهمیت ویژه در ساختار نظام سیاسی حقوقی حکومت‌ها برخوردار است و از جمله معیارهایی است که به کمک آن می‌توان میزان مطلوبیت یک حکومت را تعیین نمود. شفافیت و پاسخگویی که از ارکان اصلی شیوه مطلوب اداره حکومت محسوب می‌گردند در صورتی تحقق پذیر و قابل دستیابی‌اند که آزادی رسانه و مطبوعات به عنوان بسترهای آزادی بیان امکان فعالیت آزادانه را داشته باشند. به عبارت دیگر آزادی مطبوعات شرط لازم برای زمامداری درست و عادلانه و توسعه اجتماعی کارآمد می باشد. آزادی مطبوعات در حوزه‌های ذیل ایفای نقش می کند. 1. نقش خبری و اطلاع رسانی که شامل شفافیت در عرصه اطلاع رسانی و جلوگیری از فساد می باشد.
2 نقش آگاهی دادن و آگاهی رسانی، 3 نقش آموزش، 4 نقش همگنسازی، 5 نقش عرصه، اندیشه های نوین و بیان عقاید. رابطه آزادی بیان و آزادی قلم و اطلاع رسانی رو در ادامه شرح می دهیم. آزادی اطلاع رسانی که گردانندگان وسایل ارتباط جمعی از آن برای اطلاع رساندن به خوانندگان، شنوندگان، بینندگان و کاربران بهره برداری می کنند، یکی از شکل‌های نوین مفهوم وسیع و قدیمی آزادی بیان است. لازم به ذکر است آزادی اطلاعات به معنی جستجو و جمع‌آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید از شرایط اساسی آزادی اطلاع رسانی به شمار می رود، زیرا آزادی اطلاع رسانی به مخاطبان در صورت محدودیت تهیه و تأمین مواد اولیه فعالیت های آنها مفهوم خود را از دست می دهد. مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین روش های انتشار نظرات و بیان دیدگاه ها از بارزترین جلوه های آزادی بیان به شمار می روند. بنابراین می توان گفت که آزادی مطبوعات ارتباطی مستقیم با آزادی بیان دارد و حق دسترسی تمامی افراد بشر به درست‌ترین اخبار داخلی و خارجی و همچنین انتشار دیدگاه‌ها و نظرات فردی در زمینه تحولات بین‌المللی، عقاید، اتفاقات داخلی، بیان اعتراضات و ارائه راه حل‌ها از حقوق اساسی انسانی در جوامع آزاد محسوب می‌گردد. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به طرق مختلف در آزادی مطبوعات اخلال ایجاد می نماید که این دخالت حکومت بر فعالیت مطبوعات و وارد کردن فشار به روزنامه نگاران مخالف حکومت تنها محدود به تهدید و زندانی کردن و قتل روزنامه نگاران نبوده است. جمهوری اسلامی ایران از روش های مختلف نظیر اختصاص سوبسید به کاغذ، خرید روزنامه‌های طرفدار حکومت، جلوگیری از چاپ، توقیف و اعمال فشار اقتصادی بر روزنامه‌های مخالف خود سعی بر آن نموده است که تیراژ روزنامه‌های طرفدار را تا حد ممکن بالا برده و از انتشار روزنامه‌هایی که کوچکترین زاویه‌ای با حاکمیت دارند جلوگیری نماید. خصوصا در سالهای اخیر با بالا رفتن قیمت کاغذ بسیاری از روزنامه‌هایی که سعی بر آن داشتند که در این فضای خفقان آور سیاسی در جمهوری اسلامی تا حدودی استقلال قلم خود را حفظ نمایند و به صورت خصوصی روزنامه خود را انتشار دهند تعطیل شدند. امروزه همه می‌دانند که مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران حال و روز خوبی ندارند، اما کسی کاری نمی‌کند و شاید هم کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد. شما در یک نشریه خصوصی دغدغه چاپ، کاغذ، توزیع، فروش و دیده شدن دارید، اما در نشریات متصل به بودجه عمومی مهم نیست که هزینه‌تان چقدر است، فقط منتشر می‌شوید که باشید. مشکل دیگر نشریات بخش خصوصی این است که راحت تر از نشریات بخش دولتی در تیراژ توقیف قرار می گیرند و همین دلیل است به همین دلیل دست به خودسانسوری‌های گسترده می زنند و در عصر ارتباطات و دوره‌ای که کانال‌های تلگرامی اخبار را در سیطره خود درآوردند، مردم در نشریات خصوصی حتی به دنبال ارائه تحلیل هم نیستند، چرا که می دانند تحلیل بی سانسور نمی آورند. همان گونه که قبلا بیان شد، این فشارها جدایی از دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و حتی قتل‌هایی است که روزنامه‌نگاران مستقل به آن دست به گریبانند و طبق گزارشگران بدون مرز، ایران سال‌هاست که جز خفقان آورترین کشورها در رابطه با زندانی نمودن روزنامه‌نگاران بوده است. در دهه‌های اخیر با ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن، اشکال سنتی مطبوعات که به صورت کاغذهای چاپی در میان مردم رایج بود، در بسیاری از موارد جای خود را به صفحات اینترنتی دادند و خبرنگاری که امری حرفه‌ای و تخصصی محسوب می‌شد، به یاری تلفن‌های هوشمند و امری همگانی تبدیل شده و امروز شهروند خبرنگاران زیادی را در سراسر جهان می‌بینیم که با در دست داشتن گوشی‌های همراه خود به سادگی اطلاعات مختلف و وقایع و رخدادهای متفاوت را در اینترنت در معرض دید عموم قرار می‌دهند. پیدایش رسانه‌های عمومی و شهروند خبرنگارانی که فیلم اجتماعات مردمی و رخدادهای اجتماعی را انتشار می‌دهند، در بسیاری از موارد توانسته عدم پوشش رسانه‌های ملی را جبران نموده و صدای معترضان را به گوش مسئولین برساند و فعالیت‌های خبرگزاری‌های وابسته به حکومت در جهت انحراف افکار عمومی نسبت به مشکلات مردم را خنثی نماید.
از جمله پیامدهای اصلی این روند این است که دیگر حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند با زندانی کردن تعدادی از خبرنگاران حرفه‌ای و پوشش ندادن اخبار مربوط به اعتراضات مردمی جلوی آزادی بیان و مطبوعات را به طور کامل سد نماید. اگرچه ارعاب و تهدید سلاح همیشگی نظام‌های سرکوبگر من جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است و این سلاح‌ها شاید باعث ترس عده‌ای شوند و جریان اطلاعات را با مخاطره همراه سازند، اما نمی‌توانند مانعی همیشگی در مقابل انتقال اطلاعات گردند. در این میان وبلاگ نویسی جایگاه ویژه‌ای دارد. وبلاگ شخصی است، یعنی هر کس می تواند در آن آزادانه به انتشار آرا و عقاید خود در هر زمینه‌ای که بخواهد بپردازد و به عبارت دیگر وبلاگ نویس به راحتی می تواند ذهنیت، ذوق و سلیقه شخصی خود، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را در مسئله اجتماعی و گاه جهانی درآمیزد و آن را با مخاطبانش به اشتراک گذارد. از طرفی موتورهای جستجوی اینترنتی هم در اینجا به کمک وبلاگ نویس‌ها می‌آیند تا از سراسر جهان افرادی با علایق و دغدغه‌های مشترک را به سوی آنان هدایت کنند. هر وبلاگ مجموعه پیوندها یا لینک ها به وبلاگ ها و سایت های دیگر دارد که بدین شکل فرایند ارتباط کامل تر می شود. به این شکل وبلاگ ها به یکی از مهمترین و فرهنگی ترین نیازهای بشر پاسخ شایسته دادند، یعنی نیاز به بیان کردن در کنار رشد و شکوفایی مستمر. وبلاگ نویسی در ایران حکم رسانه چهارم را دارد و حتی منعکس کننده آن دسته از خبرهایی هستند که رسانه‌های رسمی و جریانساز اصلی یا از آنها جا مانده‌اند یا به هر دلیلی نخواستند یا نتوانستند آنها را منتشر کنند. در واقع میتوان از وبلاگ به عنوان یک روزنامه شخصی در جهان مجازی نام برد. ایرانیان طی سالهای اخیر تمایل زیادی به وبلاگ نویسی پیدا کردند، از جمله عواملی که موجب گرایش زیاد به سمت وبلاگ نویسی شده است میتوان به رایگان بودن وبلاگ ها، سرعت در راه اندازی آن، انتشار سریع، پیشرفت فناوری های مرتبط با مدیریت وبلاگ ها، تعاملی بودن و در اختیار داشتن فضایی برای بیان دیدگاه ها اشاره نمود. یکی از ویژگی های وبلاگ بازخورد است که با نقد و اظهار نظر از سوی دیگران باعث بالا رفتن آگاهی می شود. به عبارت دیگر وبلاگ ها داره بخش نقطه نظرات بوده که خوانندگان می توانند نظرات ارائه شده توسط سایر خوانندگان را مطالعه و نظر خود را در رابطه با موضوع مورد نظر بیان نمایند. بنابراین از آنجا که وبلاگ رسانه ایکس بدون محدودیت زمانی و مکانی برای اشتراک دانش و نشر اطلاعات شخصی و فضایی است، برای تعامل اطلاعاتی دوسویه، دریافت سریع بازخوردها و برقرار کردن ارتباط اثر بخش با افراد دیگر در زمینه‌های مختلف میتوان گفت وبلاگ‌ها از مجلات و روزنامه‌ها دارای کارایی به مراتب بیشتری هستند. در مقایسه وبلاگ با شبکه‌های اجتماعی باید گفت که وبلاگ متعلق به شماست، اما شبکه اجتماعی نه. در اغلب شبکه‌های اجتماعی در زمینه محتوا و مدت زمان ویدیوها محدودیت‌ها و قوانینی وجود دارد. شاید هزاران پست را در یک شبکه اجتماعی بارگذاری کنید و با یک تصمیم و قانون مدیر شبکه اجتماعی تمام این محتواها و مطالب از بین برود، در حالی که در وبلاگ اختیارات بیشتری دارید و از این بابت دستتان بازتر است. علاوه بر این پست‌های شبکه‌های اجتماعی معمولاً کوتاه و اغلب محدود به یک عکس، متن و یا ویدیو کوتاه هست. لکن در وبلاگ می توان از پست‌ها برای بیان جزئیات موضوع و ارائه بینش عمیق‌تر استفاده کرد. همچنین در وبلاگ یک پست را برای بازدید مخاطب می توان برای همیشه نگاه داشت. لکن محتوایی که در یک شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود معمولاً برای یک دوره کوتاه ارزش دارد و به سرعت جای خود را به آپدیت‌های دیگر که توسط خودتان و هر کس دیگری انجام می شود می دهد. و پیدا کردن یک پست که شما چند ماه پیش در فیسبوک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی قرار داده اید به مراتب سخت‌تر و زمان‌بر است. ضمناً امروزه کوش از یک شبکه اجتماعی به دیگری بسیار دیده شده و تابع مد است. مثلا کمتر کسی امروز به یاهو 360 سر می‌زند و مطالب آن را می‌خواند، در حالی که وبلاگ و مطالبش همواره پاورجا و خواندنی‌اند.
و با گذشت زمان نه تنها عمود نمی‌افتند، بلکه موتورهای جستجو بازدید کننده بیشتری به سوی مطالب گسیل می‌کنند. از این نظر وبلاگ‌ها بسیار بهتر از شبکه‌های اجتماعی عمل می‌کنند و از حیث آگاه‌سازی و آگاهی‌رسانی در ایران که در آن جمهوری اسلامی ایران تمامی تلاش خود را جهت سانسور و مبارزه با حق آزادی بیان و مطبوعات می‌کند، نقش مؤثر ایفا می‌کند. با سپاس فراوان از وقتی که در اختیار من گذاشتید، ممنون که رها می‌کنم. سپاسگزارم جناب آقای کچویان، متشکرم. بله واقعا برای بهتر دیده شدن یکی از بهترین راه حل ها همون وبلاگ و وبلاگ نویسی، و برای همین هم کانون انقدر تاکید داره روی بحث وبلاگ و ساخت وبلاگ و به روز نگاه داشتن وبلاگ. وقتی وبلاگ رو همیشه به روز نگه دارید، اخبار رو به روز توش بذارید، مرتب آپدیتش بکنید، خیلی خوب دیده میشه و با یک سرچ راحت توی گوگل خیلی ها میتونن دسترسی پیدا کنن به اون وبلاگ و مطالبش رو بخونن. سپاسگزارم از شما، از دوستان و همکاران عزیز. اگر در رابطه با صحبت‌های جناب آقای کچویان نقطه نظر دیدگاهی دارن، خوشحال میشیم که شنوا بشیم. بله جناب آقای تقی‌پور، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. ممنونم حتی از آقای کچویان. من خودم حالا تجربه خودم رو میخوام بگم از وبلاگ نویسی. ببینید سال 2013 بود اولین وبلاگم رو من خودم درست کردم. یه وبلاگ بلاگ اسپوت بود که اون وبلاگ رو من درست کردم. و بعد از یه مدتی من یه دونه وبلاگ دیگه توی وردپرس درست کردم که یادم روی یک پلن ساده بود. دومینش هم اسم خودم بود، hamidrezataghipur.wordpress.com. به مرور زمان همین جوری که نوشتم، علاقم روی وبلاگ نویسی بیش از پیش شد و یک مبلغی رو هزینه کردم این وبلاگ رو از روی یک دومین عادی تبدیل کردم به یک دونه پلن، و به مرور زمان همین جوری رو بحث خبرنویسی رو آوردم و نوشتم، مقاله خودم نوشتم، یه سری فایل‌های صوتی خودم گذاشتم و تبدیلش کردم اون وبلاگ رو به یک وبسایت، و وبسایت رو به مرور زمان شبکه‌های اجتماعیم رو بهش یک اسمی رو گذاشتم، وصل کردم و با گذشت زمان تبدیل شد به یک سایت، به یک مجموعه، به یک مجموعه حقوق بشری و کار کردم اینجوری. میخوام بهتون بگم دوستان، وبلاگ نویسی خیلی دنیای شیرینی داره. من تشویقتون میخوام بکنم به وبلاگ نویسی که بنویسید و حتما سعی کنید برای خودتون یه وبلاگ حتما داشته باشید. این من خودم چون این تجربه رو دارم میدونم وبلاگ نویسی خیلی شیرینه. شما میتونید فایل هایی، البته باید پلن بگیرید که بتونید حالا یه سری کارهایی رو بیشتر انجام بدید، از جمله اینکه مثلا تلگرام اگر میخواین لینک بکنید به وبلاگتون باید حتما شما پلن بخرید از وردپرس. پلن های ارزون هم داره با حجم های مالا با قیمت های متفاوت، ولی خب چیزی که هستش، اگر علاقه‌مند به این مسئله هستی، من واقعا تشویقتون میکنم که امتحان بکنید. حتی میتونید یک پلن یک ساله بگیرید، یک پلن ارزون، ببینید اگر خوشتون اومد سال دیگه اون پلن رو حالا میتونید دو ساله بکنید یا یک پلن با حجم بیشتر بگیرید. و هرچی شما حجم بیشتری بخواید بگیرید، مثلا آنلیمیتد اگر بخواید بگیرید با فول ساپورت وردپرس، یه چیزی در حدود در سال با هزینه دومین و یه دونه ایمیل اینفو اگر شما از جی سویت بگیرید، یه چیزی در حدود مثلا $200 در سال میشه با یک حجم نامحدود و ساپورت کامل وردپرس. حالا اگر خودتون بخواید برنامه نویسی هم بکنید، اون دیگه حالا یه سری هزینه برای برنامه نویسی، مثلا $400، $500، $600 هزینه برنامه نویسی برای تمتون میشه. البته میتونید باز از تمهای مجانی خود وردپرس هم استفاده بکنید که مجبور نشین $400-$500 هم از اون هزینه بکنید. ولی دنیای بسیار شیرینی داره وردپرس و وبلاگ نویسی به طور کل، و من تشویقتون میکنم این بحثی که در کانون هستش مبنی بر اینکه وبلاگ داشته باشید رو حتما جدی بگیرید، چرا که خیلی شیرینه. وقتی که برید دنبالش میبینید که واقعا شیرینه، وقتی که پست هاتون ویو میخوره، وقتی که کامنت از مخاطبینتون دریافت میکنید، انتقاد از مخاطبینتون دریافت میکنید، بسیار شیرین میشه براتون این مسئله. و هر روز من چون خودم اینجوری بودم و هستم، بیش از روز پیش
پوش میشید به این سمت که بیشتر بنویسید، بیشتر انتشار بدید، بیشتر فعالیت بکنید. حالا فایل های صوتی، ویدیو، مقاله، به هر شکلی که هست، حالا عکس هایی که دارید به هر شکلی که هست. تشویقتون میخوام بکنم که وبلاگ نویسی رو جدی بگیرید. دنیای بسیار شیرینی داره دوستان. سپاسگزارم مایک آزاد. سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای تغییر پور بابت اطلاعات بسیار خوبتون. سپاس از همه دوستان و از همه سخنرانان عزیز. به بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده با موضوع حق حیات و اعدام در واقع. من در ابتدا مقدمه ای عرض میکنم خدمت شما همکاران در رابطه با اعدام و در واقع سلب حیات یک انسان، و بعد از اون میپردازیم به بحث و گفتگو و تبادل نظر در رابطه با این حکم غیر انسانی. از اعدام به عنوان مجازاتی نام برده میشه که در قوانین برخی از کشورها برای اون خب برنامه‌ریزی شده و معمولا در قبال مجرمان این حکم اجرا میشه، و یا بهتر بگم حالا میشده، که برای قانون این جرم‌ها بسیار بزرگ و خطرناک شمرده میشده. مجازات اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده و دیگه به اجرا گذاشته نمیشه، اما اعدام توی قوانین جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته از اسلام و مقررات اسلامیه، و نه تنها این نوع از مجازات توی کشورمون در حال اجرا شدنه، بلکه جمهوری اسلامی بعد از چین رکورددار این مجموعه در جهانه. البته اگر نظر جمعیت بخوایم حساب کنیم خب رتبه اول رو داره. طبق آمارایی که نهادهای حقوق بشری در رابطه با وضعیت اعدام توی ایران منتشر می‌کنند، در طول فاصله زمانی این یک سال اخیر میزان اعدام‌ها توی ایران 10% افزایش پیدا کرده که در این آمارهای منتشر شده بیشترین اعدام‌ها متعلق به اقوام کرد و بلوچ بوده، و این آمارها در واقع بخش عمده ای از اون جزء داده‌هایی که خود جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه. همگی ما می‌دونیم که در بسیاری از زندان‌ها، بسیاری از زندانیان، مخصوصاً زندانیایی که با اتهامای سیاسی و تبلیغ علیه نظام و محاربه روبرو هستند، به یک بار ناپدید میشن و هیچ کس نمیفهمه واقعا چه اتفاقی برای این افراد افتاده. پس بنابراین میشه پیش بینی کرد که آمارای واقعی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما میبینیم و میشنویم. اما اعدام و یا همون اشد مجازاتی که جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه برای جرایمی مثل قاچاق مواد مخدر و یا سلاح، قتل، ارتداد، افساد فی الارض و محاربه به کار برده میشه، در بسیاری از این موضوعات دستگاه قضا فقط خودش تصمیم گیرنده در مورد دادن حکم اعدام و اجرای اونه، و فقط در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشه قصاص و یا گذشت و بخشش بسته به تصمیم شاکی اجرایی میشه، که این هم در جای خودش نوعی شکنجه برای اون فرد تصمیم گیرنده به حساب میاد. و نظر من تصمیم گرفتم و تحمیل چنین موضوعی نمیتونه کمتر از خود اعدام باشه. تنها در دو مورده که حکم اعدام صادر شده به تعویق میفته. یکی در مورد کودکانیه که به سن قانونی نرسیدن، که خب دستگاه قضا بعد از اینکه کودکان به 18 سالگی میرسن این حکم رو اجرا میکنه، و دیگری زنان باردار هستند که اجرای حکم تا زمان پایان بارداری و پایان دوران شیردهی، که البته این موضوع هم حتما باید به تایید پزشک برسه، به تعویق میفته و بعد از اون حکم اجرا میشه. در زمینه اعدام کودکان جمهوری اسلامی رتبه اول رو داره و نهادها و سازمان‌های حقوق بشری در این زمینه مخالفت‌های خودشون رو بارها و بارها به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن، اما در واقع شاهد تغییر محسوسی در زمینه اعدام کودکان نبودیم و نیستیم. اما در پایان صحبت‌ها می‌خوام به دو مورد اشاره کنم و بعد با شما دوستان در این باره گفتگو کنیم. اولین مورد اینه که در سال جاری، یعنی در همین چند ماه اخیر، 3 حکم اعدام در ملأ عام صادر شد، که خب این موضوع مثل یک زنگ خطر میمونه.
نه اینکه این موضوع در گذشته نبوده، ولی خب مدتی بود که خیلی به ندرت حکم اعدام در ملای عام صادر می‌شده. و اینکه در یه مدت به این کوتاهی چند تا حکم با هم صادر شده، خب این جای نگرانی داره. میخواستم نظر شما دوستان رو بدونم، شما دوستان در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا جمهوری اسلامی با صادر کردن این احکام میخواد به مردم جامعه پیامی رو منتقل کنه و اینکه هدف خاصی رو دنبال میکنه؟ و در مقابل به نظر شما دوستان مردم در قبال این نوع از احکامی که صادر میشه چه فکری میکنن؟ آیا مردم ما آگاه تر از قبل نسبت به این مسائل هستن و دیدگاهی روشن‌تر و بازتری نسبت به گذشته دارند یا نه؟ و در مورد دومی که به نظر شما دوستان آیا وجود مجازات اعدام در یک جامعه ضروریه و ما باید این مجازات رو داشته باشیم و در کنارش استثنایی رو هم برای اون قائل بشیم؟ یه مثال ساده در این مورد بزنم. یه بخشی از جامعه همیشه هستن که همیشه استثنایی رو برای اعدام در نظر میگیرن. مثلا اگر یه فعال سیاسی رو بخوان اعدام کنن، این فرد یا افراد مخالف 100% این موضوع هستن و این حکم رو غیر انسانی میدونن. اما اگر یه قاتل یا یک قاچاقچی رو بخوان اعدام میکنن، خیلی عامیانه خدمتتون عرض بکنم، همین فرد میاد میگه که حقش بوده و باید اعدام میشده. در این مورد هم میخواستم نظر شما دوستان رو بدونم که شما همکاران عزیز تا چه حدی با این نوع از افکار موافق هستین، قبولش دارید یا اینکه نه. خب دوستان عزیز، من صحبتامو کوتاه میکنم تا نظرات شما دوستان رو عزیز رو هم در این رابطه شنوا باشیم. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و وقت بخیر بر همگی دوستان. ببینیم در رابطه با موضوعی که میگه اعدام های در ملای عام، به نظر ما خب یه نوع این وجود این قانون اعدام یه نوع اعلام غیر رسمی سرنوشت کسایی که واقعا با حکومت مشکل دارن و مخالفن. و اگه کسی قصد و هدفی داشته باشیم بهش یه جون آلارم میدن، یه آگاهی میدن که آقا تا سرنوشت همین تعارف هم نداری. نیم که میکنیم علنیش میکنی، یه نوع تبلیغ بازه این قضیه. آقا بدون این آگاه باش که همین سرنوشت شد. دلایلش هم اینه که اینکه اینا خب تو قانون های اسلامی هست، یعنی قانون جمهوری اسلامی و قانون اسلامیه و میگن اگر مخالف حکومت باشی، خب سرنوشت حکومت اسلامی مخالف با حکومت اسلامی، خب سرنوشتی به جز مرگ نه. یه قسمت دیگه از این اعدام ها برمیگرده به اعدام هایی که خب برای قصاصه. خب این قضیه خیلی بده، چون که یه نفری که عزیز شاید دست داده، خیلی بودش سخته که بیاد از سرنوشت رو از خون عزیزش بگذره. یعنی شما واگذارش میکنی به کسی که خب خودش داغ داره. این قضیه قاهرتا سبب چه طرف خیلی سخت باشه بودش گذاشتن. یعنی حکومت میاد میگه خوش میذارم پشت، میگه آقا این چون که قصاصه به ما ربطی نداره، این سری از اعدام رو مسئولیت تا گردن خودش برد. یه قسمت دیگه‌ش هم برمیگرده به عدم وجود قانون‌های بین‌المللی، یعنی حمایت‌های اجرایی. شما می‌بینید که با وجود قانون‌های مثل قانون وتو، خب کشورهایی که قویه خودشونو مسئول میدونن، حالا مثلا اعدام تو خود امریکا هم دارید یا چین هم دارید، یعنی وقتی که شما میبینین یه جا مشکل میخورن، خب اونو میتونن راحت از حق وتوشون استفاده کنن. و کشورهایی که حامیشونن، خب کشورهایی که حامیشونن هم اگه بهشون فشار بدید اینا از احرام وتو میتونن استفاده کنن. در کل وجود عدم قانون اجرایی برای حقوق بشر کشورها رو مجبور بکنه، آره یه سری تحریم هست، ولی عملا اون شدت و حدت لازمه رو نداره که جلوی این اعدام ها رو بگیره. اگر کشور قوی باشه یا یه کشوری مثل جمهوری اسلامی اصلا سرنوشت مردم بازش مهم نباشه، که حالا این تحریم هم شدیم یا ضرری مردم کردن مهم نباشه واسه حکومت، این سبب بشه که خب اینا به روشی که دوست دارن اداره بشه. متشکرم. سپاس از شما آقای احمدی خواه. بله کاملا درست میفرمایید در رابطه با حالا اون بحث قصاص که شما فرمودید. بله تاسفانه تصمیم رو میذارم بر عهده خانواده مقتول که واقعا گرفتن این تصمیم تصمیم خیلی سختیه. چند وقت پیش هم فکر کنم تو یکی از همین جلسات صحبتش شد، این که مجازاتی که در نظر میگیرن برای این قاتل یا بخشش یا اعدام، یعنی حد وسط نداره. یعنی اون خانواده چیکار بکنه؟ خانواده‌ای که عزیزش از دست داده ببخشه،
خب اون قاتل آزاد میشه، نبخشه اون قاتل اعدام میشه تا آخر اون خانواده خودشو نمیبخشه. یعنی میخوام بگم یه تضاد خیلی عجیبی تو این زمینه است که واقعا تصمیم رو خیلی سخت میکنه برای اون خانواده‌ای که عزیزش رو از دست داده. جناب آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان. من سریع میخوام صحبت کنم چون این سری چیزا رو نوشتم سریع. در مورد بحث و موضوع اعدام بخوام اگر صحبت کنم، اول در مورد ملأ عام صحبت میکنم. اعدام در ملأ عام، ببینید کلن اگر بخواید یک شخص، یک جامعه رو تحت فرمان خودتون، تحت کنترل خودتون بگیرید، با دو تا مقوله خیلی ساده است، یا با ترس یا با مقوله احترام. حالا به اون احترام به اون شخص میذارید یا ازش میترسید که این حرفی در گوش میدید. و وقتی که اعدام ها صورت میگیره، اونم در ملأ عام، این عملا یه نشان دهنده چیه؟ این نشان دهنده عاقبت کسانی که از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن. این یکی جنس، به خصوص افرادی که سیاسی هستن. مورد بعدی هم، ولی خب من اعتقاد قلبی اینه که این مقوله ترس مسلما گزینه خیلی ضعیف‌تریه، چون انسان‌ها تا یک جایی میترسن، تا یک جایی کوتاه میان، تا یک جایی میگن که جونم مهمه. اما احترام نه، احترام شاید بالاتر از جون انسان ها هم براشون بیشتر عزت داره، بیشتر، حالا عزت هم شاید کلمه درستی نباشه، ولی بیشتر براش ارزش قائله. مورد بعدی در مورد قصاصه. ببینید من قبل از اینکه این جمله رو بگم، من کاملا با اعدام مخالفم، اما نمیتونم خودم رو جای اون شخصی کسی بذارم که عزیزترین کسش رو از دست داده، و من به شخصه نمیتونم به اون شخص، کدوم از این افرادی که الان تو این گروه هستن میتونن به اون مادر، به اون پدر، به اون برادر، به اون خواهر بگن که ببخش؟ سخته مسلما، ولی من باز میگم که کاملا با قانون اعدام مخالفم. و یه موردی در مورد همین قصاص بگم، متاسفانه و نمیدونم بخندیم گریه کنیم، واقعا این حتی تو مقوله خود قصاص، ببینید اگر یک آقایی یه خانومی رو بکشه و اون خانواده بخواد قصاص کنه، بعد نصف دیه اون آقا رو بده به اون خانواده، به خانواده اون مرده. خیلی جالبه، یعنی عجیب جالبه، یعنی وحشتناک. یعنی چی؟ یعنی که عملا تو خود قصاص هم ما تبعیض داریم. البته با خود قصاص هم من کلا مخالفم، واقعا نمونه بود. اعدام کودکان، اعدام زنان، متاسفانه اگر زنی به اصطلاح باکره باشه، دیگه دیدید نمونش رو، به شخص تجاوز میشه و بعد کشته میشه و اعدام میشه. اینا فقط نمونه هاییه که ما داریم توی کشورمون. و من صدقام هم تموم شده، حالا ادامه صحبتمون اگر وقت شد که در صحبت حالا وقت بعدی، وقت دوم میگیرم. مرسی. سپاسگزارم از شما جناب آقای سبزیان. منم کمتر صحبت میکنم تا بقیه دوستان بتونن تایم داشته باشن صحبت کنن. جناب آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم، باید در اختیار شماست. سلام مجدد میکنم، من صحبتامو کوتاه میکنم. ببین دوستان، سوالها، اولا که جناب آقای سبزیان فرمود اعدام در ملأ عام میخواد یه حالت بازدارنده داشته باشه، درسته؟ ولی خب ما داریم مشاهده میکنیم توی 40 و اندی سال یا حتی شاید قبل‌تر، این همه اعدامی که بوده، چه در ملأ عام یا چیزی، آیا بازدارنده بوده؟ یا مثلا آمار جرم و جنایت کم شده؟ نه، بیشتر هم شده. پس این نتیجه میگیریم میخواد خشم در جامعه رو، یعنی عادی سازی بکنه اعدام رو در جامعه، که برای افراد اون جامعه حکومت میاد عادی سازی میکنه که یه چیز طبیعی. حالا قدیم ها قبلن ها میرفتن پای اعدام، مردم کف میزدن، سوت میزدن، ولی خب حالا با این رسانه هایی که اومده و حالا به هر حال تبلیغاتی که انجام شده، آگاهی مردم رفته بالاتر و درصد افرادی که تو جامعه هستن و مخالف اعدام هستن بیشتر شد. یه نکته دیگه هستش که خیلی از، همونطور که دوستان اشاره کردن، خیلی از اکثریت جامعه مخالف هستن با اعدام افرادی که حالا جرمای سیاسی دارن یا به هر حال
ولی موقعی که قتلای ناموسی میاد وسط، بر فرض مثال من مثال میزنم، اکثریت میان میگن که چرا نباید اعدام بشه، مثلا پدری که فرزند خودشو میکشه یا برادری که خواهرشو به خاطر حالا قتلای ناموسی میکشه، اکثریت خواهان اعدام هستن. کسی که فعال حقوق بشر است به نظرم اعدامو در هر صورتی و در هر جرمی باید محکوم بکنه و مخالف اعدام بشه. ولی خب متاسفانه ما حالا شاهد این هستیم که مردم کشورمون نسبت به جرم میان سطح بندی میکنه، با اینکه خود حکومت هم نسبت به حالا همین قتل ناموسی اقدام بازدارنده انجام نمیده و اون محاکمش نسبت به جرم نمیخونه. و همونطور که آقای سبزیان هم گفتن درسته، ترس و حکومت اومده انتخاب کرده، که خب ترس هم بعد از ترس خشمه و وقتی ترس یک نفر بریزه موجب خشم میشه و همینجور شاهد این هستیم که خشم تو جامعه ما به شدت زیاده. قتل ناموسی که اتفاق میفته، اتفاقات کشت و کشتار، آدم میکشن خیلی ها. و اینجور قتل‌ها داره به شدت رو به افزایش هستش آمارش تو کشور، و به خاطر همین خشم ازش و خشم مردم از قدرت حکومت بیشتر شده تو این سال. و گفتم که حکومت هیچ وقت نمیاد، من محدود میکنم صحبتمو، حکومت هیچ وقت نیومده که دنبال علت بگرد، همین که آسان‌ترین راه یعنی از بین بردن رو انتخاب کرد، نیومده هیچ وقت بگه آقا چرا باید این همه کشتار داشته باشه، چرا این همه باید چه میدونم یکی باید قتل وجود داشته باشه که سرانجامش اعدام باشه. فقط اومده اعدام انتخاب میکنه، هیچ وقت دنبال این نیستش که علل، دنبال علل نیستش. ممنونم، من مایکمو رها میکنم، مرسی. سپاسگزارم جناب آقای کریمی. بله، به بحث بازدارنده هم اشاره کردید. خب قطعا که حکم اعدام بازدارنده نیست، که اگر که بود که توی این سالهایی که این همه ما شاهد اعدام بودیم، آمار جرم و جنایت یا حالا تجاوز، قتل، تمام جرمایی که حالا اعدام برای صادر میشه کمتر میشد، که قاعدتا توی این مدت آماری که ما میبینیم اینیم چند برابر شده، کمتر نشده. پس دلیلش چیه؟ چرا جمهوری اسلامی کماکان داره ادامه میده این حکمای اعدام، صدور حکم اعدام و کمتر نشده، با اینکه خودش هم میدونه این عمل بازدارنده نیست و کمتر نکرده جرم جنایت رو؟ میخوایم به این مسئله برسیم، در واقع این ریشه یابیش کنیم که چرا با اینکه میدونه این بازدارنده نیست ولی کماکان داره این کار انجام میده و بیشتر از گذشتم داره حکم اعدام صادر میکنه. سرکا خانم شاه سرونی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. ممنون از فرصتی که به من دادید. با توجه به صحبتهایی که بقیه همکاران عزیزان فرمودن، من فقط اشاره میکنم اینکه 100% خب با اعدام مخالفم. به نظر من هیچ کسو نباید حیاتش رو عمدن ازش گرفت، حیاتی که هر کسی داره. اگه حالا یه نفر دیگر رو بکشه، دچار یه اشتباهی بشه، که حتی اونم ممکنه بازم توی جریان دادگاه یا بازپرسی به اشتباه یکی رو محکوم کنن، اصلا اشتباهی که یه اشتباه رو با یه اشتباه بزرگتر آدم پاسخ بده. تو تمام جوامع ما میبینیم که ارزش‌های والای انسانی رو حالا اون دولت مردان دوست دارن که تبلیغ کنن، نمایش بدن تا جا بیفته. آخه اینا با اعدام در ملأ عام کدوم ارزش انسانی رو، کدوم چی رو میخوان تبلیغ کنن، جز این که فقط میخوان واقعا خشونت و یه سری صفات بد رو بین مردم رواج بدن. من سریع اشاره میکنم به فقط کشورهایی که الان در حال حاضر اعدام توشون هست. از 195 کشوری که حالا جزء سازمان ملل بوده، چین، ایران، عربستان، عراق، پاکستان، مصر، سومالی، آمریکا، اردن، سنگاپور بودن که الان در حال حاضر تا اونجا که من اطلاع دارم این مجازات اعدام رو دارن. ولی یعنی میشه گفت وحشیانه ترین فرم اعدام در ایرانه. کشورهای دیگه حالا مثل آمریکا از تزریق مواد سمی استفاده میکنن، مضافاً بر اینکه قبلش حالا داروهای آرام بخش میدن
شما تصور کنید توی ایران از 24 ساعت قبلش میبرنشون سلول انفرادی، گهگاه روی حتی بدن کودک مجرمایی که اعدام شده آثار شلاق و شکنجه دیده شده، یعنی به فجیح ترین شکل هم اینا اعدام میکنن، یا اعدام در ملأ عام. نه تنها اعدام میکنن بلکه به فجیح ترین شکل. شما اشاره کردید به حالا دخترانی که اعدام میشن، یعنی نقض در نقض. واقعا آدم میمونه که اصلا چی بگه در مورد کارهای اینا. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم سرکار خانم شاه‌سوانی. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز. در مورد بحث حیات، خب حیات یه حق ذاتیه که از جانب خداوند به همه انسان‌ها داده شده و از نظر من، از لحاظ انسان اگه به صورت کلی بخوایم بهش نگاه کنیم، هیچ انسانی یا هیچ فردی حق این رو نداره که این حیات رو از شخصی بگیره به هر دلیلی، حالا بخواد قتل باشه، بخواد جرایم بسیار سنگین باشه، مواد مخدر باشه، یا هتک حرمت باشه، یا به قولی مشکلاتی که تو بحث تغییر دین در ایران یا کشورهای مسلمان مخصوصا ایران اتفاق میفته و در نهایت اونو مرتد اعلام میکنن و حکمش رو اعدام میدن، به هر نوعش از بین بردن و دسترسی در کار خود، دست اندازی در کار خداونده و اینجا به نوعی میان با این حکم و با این عمل در کار خداوند دخالت میکنن. اینکه در کشورهای پیشرفته امروزی ما اعدام رو نمیبینیم، بلکه برای حتی جرائم سنگینی که اتفاق میفته در سطح جامعه ما کیفرهای سنگینی رو به اینها میدن، سالهای زندانی طولانی میدن، خدمات اجتماعی داخل زندان به گونه ای که این طرف در طی این سالیان بتونه از لحاظ فکری، از لحاظ ذهنی برگرده و اون اعتراف قلبی بکنه به نوعی و بتونه خداوند اون به نوعی بخوایم بگیم خودش رو ببخشه و اجازه بده که بخشیده بشه. این متفاوته با اون ذهن و اون آرمان و اون چیزی که توی متاسفانه مذهب ایران، توی دین ایران و اون حکومت اسلامی ایران وجود داره. مثلا قتل‌های ناموسی، من به نظر من قتل ناموسی اصلا معنایی نداره. خب یه انسان اگه روشن فکر باشه، یکم خدا ترس باشه، به راحتی میتونه بر این مسئله فائق بشه که حالا اگر ناموسش اشکالی مواجه میشه، مشکلی به وجود میاره، میتونه به نوعی دیگه باش برخورد کنه. چرا اون رو بکشه که بخواد بعدش هم به راحتی از زیر اعدام در بره چون خودش ولی نفس بوده، یا به نوعی هم نمونه‌هاشو داشتیم، پدری رو، دختری رو کشته، برادری کشته، یا همسرش رو از بین برده و خانواده دم رضایت دادن. در مورد یه سری اعدام هم که خب به ناخواسته یا خواسته اتفاق میفته و خانواده به نظر من میتونه راه‌های بهتری رو براش در نظر بگیره، که همه اینها عموما برمیگرده فقط به قوانین جاری که در اون قانونگذار میاد برش میذاره. اگر قانونگذار بیاد محض رو برداره و بگه اگر اعدام نباشه، ایشون باید مدت طولانی این کار انجام بده، مدت طولانی در حبس باشه، و این گونه است که اون طرف، خانواده‌ای که داغ دیده است، میتونه یه آرامش نسبی داشته باشه و بتونه در طولانی مدت تصمیم بر بخشش بگیره. فکر میکنم تایمی نداشته باشم، ولی یه کوچولو در مورد نحوه کنترل کشورها که یا بر اساس با قدرت و ترس همراه یا با احترام همراه با قانون. کشوری که مثل آلمان که حالا داریم میبینیم خودمون، همه از قانون نه که بترسن، قانون رو رعایت میکنن و به اون احترام میذارن، ولی در کشور ما سعی کردن با کمک به زور مردم رو بترسونن و متاسفانه اونها رو نگه دارن در خفقان. یکی از راه‌های ترس همین از بین بردن و اعدام به دلایل بسیار متفاوت،
من به وفور دیدم از کسانی بودن که مشکلات مواد مخدر در خیلی سطح بالا بودن، حکم اعدام چندین دفعه گرفته شدن، حکم داده شده ولی حکم خریده شده و از بین رفته، آزاد شده طرف و دوباره کارش رو داده. شخص یا میشناسم بیش از 7 بار حکم اعدام داره و هیچ کدومش اعمال نشده و آزاده و داره زندگیشو میکنه. ولی یه شخصی هستش که به دلیل گفتن تفکرش و ایدئولوژیش، مثل آقای وحید افکاری، نوید افکاری، یکیشون اعدام میشه، یکیشون تو زندانی اتفاقات براشون میفته. با امید روزی که شاهد باشیم در ایرانمون هیچ کدوم از این اتفاقات ناخوشایند رقم نخوره و اتفاق نیفته. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتی. سپاسگزارم جناب آقای لطفی، متشکرم. بله، متاسفانه مشکل ضعف قوانین هم از قوانینی که توی جمهوری اسلامی ایران توی کشورمون حاکمه، وقتی که دست یک شخص رو باز میذاره برای قتل ناموسش، حالا چه دخترش باشه چه خواهرش چه همسرش فرقی نمیکنه، اون شخص میاد میکشه و قانون هم ازش حمایت میکنه، چرا که طرف ولی دم حساب میشه، یا اینکه طرفو به خاطر حالا به گفته خودشون حالا خیانت یا چیز دیگه کشته باشه و این رو تازه ارزش میدونن، حتی مشکلی هم در این رابطه ندارن. مشکل متاسفانه همون ضعف قوانین است که توی کشورمون هست که باید بیشتر به این مسئله پرداخته بشه که قوانین به نحوی اصلاح بشه که در واقع احکام صادره بازدارنده باشه، نه اینکه ما بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم. یک نفر که حالا یک جرم مرتکب شده بیایم کلن بکشیمش و از صحنه روزگار حذفش بکنیم و صورت مسئله رو پاک کنیم، انگار که هیچ اتفاقی قبلش نیفتاده. جناب آقای یزدان پناه، بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. حسن باشی خدمت همکاران. ببینید، تا وقتی جمهوری اسلامی وجود داره اعدام وجود داره. دلیلش چیه؟ اعدام ابزاری در دست نظام صداتون قطع شد جناب آقای یزدان پناه. خب آقای یزدان پناه، صداتون قطع شد، اگه امکان داره دوباره. الان اوکی صدا؟ بله درست شد، متشکرم. ببینید، اعدام رابطه مستقیم داره با حکومت جمهوری اسلامی که توی ایران حاکمه. خب تا وقتی جمهوری اسلامی از اعدام هم وجود داره، حالا اصلا نیازی به دنبال دلایلش برین، من میگم چرا. ببینید، رژیم های از نوع جمهوری اسلامی که دیکتاتوری هستن و مخالفاتشون رو از طریق حذف فیزیکی یا همون اعدام از بین میبرن، نمیتونن مجازات اعدام رو از قوانینشون حذف کنن. خب دلیل داره. اگه امروز میان اینو حذفش کنن، خب انگشت اتهام در درجه اول به سمت رئیس جمهور فعلی ایرانه که آقا این آدم خودش عامل اعدام های سال 67 بوده. خب خودش زیر سوال، یعنی خودش رو زیر سوال میبره، پس نمیتونه. از طرف دیگه جامعه ایران اگه بخواد لازم جامعه شناسی بررسی کنی، یه جامعه سنتیه، جامعه که اعتقاد داره به دین اسلام، یعنی اکثر جامعه حالا قلبن یا غیر قلبن به دین اسلام اعتقاد دارن و قانون و اعدام جزء قوانین شرعی جامعه هست. بنابراین وقت تا وقتی که از اون طرف هم داره شر به جامعه داره فشار میاره که اعدامو بپذیره و نمیتونن حذفش کنن، نمیشه، یعنی نه دولت دوست داره حذفش کنه نه مردم میخوان، بعد این باعث میشه که روز به روز تعدادش هم بیشتر بشه، چون ما الان حکومتی اومده رو سر کار اومده که خودش عامل جنایت‌های سال 67 اعدام‌های 67. خب اینا هم شما برگردیم به فیلم اعدام ثریا، فیلم سنگسار ثریا تو اینو بررسی کنید، این فیلم داره تماما نقد میکنه بحث مجازات اعدام رو، مجازات گرفتن حق حیات از یک انسان رو. ببینید تو این فیلم از یک ملا، از یک آخوند به عنوان سمبل رژیم داره استفاده شده، یک پاسدار داره به عنوان یک عامل جنایت رژیم داره نام میبره، اینو به این شکل داره نشون میده و خود مردم که دارن این مسئله رو بزرگ میکنن و اون رو بخشی از ناموسشون، اون رو نمیدونم از حیثیتشون میدونن. این مسائل، این یه چیز خیلی پیچیده است و با وجود جمهوری اسلامی ما نمیتونیم به زودی بخوایم که این مجازات حذف بشه از جامعه، چون یه ابزار در دست جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی مخالفان.
حالا بقیه مسائل برمیگره به مسائل قانون مدار، به مسائل اجتماعی و روانشناسی اینا که من نمیخوام وارد اون مسائل بشم. ممنون از وقتی که من دادید. سپاسگزارم جناب آقای یزدانپناه. خب این که میفرمایید جامعه سنتی بوده و حالا یه جورایی پذیرفتن این حکم شرع، خب حالا به نظر من این حالا شاید در گذشته درست بوده ولی دیگه الان فکر نمی کنم به این شکل باشه. جامعهمون خب حداقل چیزی که ما داریم میبینیم الان متفاوت نسبت به گذشته. مردم خیلی آگاه‌تر شدن، با دید بازتری نگاه میکنن به این مسئله و واقعا الان خیلی ها توی ایران با حکم اعدام مخالفن. حتی حالا چه اون کسی که باور داره به اسلام، چه اون کسی که باور نداره به اسلام، یه جورایی میشه گفت تقریبا شاید بیشتر جامعهمون الان مخالف این حکمه و شاید کمتر کسی و الان توی کشورمون بتونیم ببینیم که واقعا موافق این حکم باشه و بخواد بهش رأی بده. نمیدونم واقعا این نظر منه. جناب آقای محمدی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود خدمت همه دوستان و همکاران محترم. اتفاقا من تو این مورد نظرم کاملا مخالف شماست. من دیروز اتفاقی چیزی رو دیدم تو اینستا که مادری که گفتن به جرم همکاری در قتل دختر 3 سالش زندان بوده و به طور سندی وثیقه گذاشته بودن اومده بوده بیرون و پدر اون بچه اسید پاشیده بود تو صورت مادر و تصویر مادر که با صورت داغون از اسید رو تو کنم من و تو گذاشته بود و حدود 2000 کامنت گذاشته بودن و مردم کامنت هایی که گذاشتن 99% که این زن رو باید تیکه تیکه کنی، این زن رو باید، یعنی اصلا هیچ کس به قبح اسید پاشیه و این جرمه دقت نکرده بود، فقط چون نوشته بود این متهمه که در قتل دخترش همکاری کرده، همه میخواستن این تیکه تیکه بشه، نمیدونم بدنش سگ بخورش، بدنش گرگ بخورش، هر تیکش رو بدن شغال بخوره. یعنی اصلا کامنت ها رو دیشب من خوندم اصلا نمیستم چه فکر کنم، چون کار اون به شدت زشته ولی این اسید پاشیه و این حجم از خشونت تو جامعه ما فقط فقر آموزشه، چون ما هیچ نمیدونیم چه مجازاتی مناسب این کار شنیه. درسته کار مادر بسیار شنیه ولی چه مجازاتی مناسبشه به غیر از مرگ؟ و وقتی 2000 کامنت میذارن که این باید تیکه تیکه بشه، پس این فقر شدید آموزش در جامعه ماست که ما در ذهنمون هیچ فکری نداریم که آقا چه جرمی الان مناسب این جرم، این جنایت، چه مجازاتی مناسب این جنایته. و متاسفانه جمهوری اسلامی از این قضیه بسیار سوء استفاده میکنه، با اعدام در ملأ عام، سنگسار و قتل، این خشونت رو بیشتر در جوامع ما رواج میده و مردم وقتی که نوبت تصمیم گیریشون میشه این خشونت رو بروز میدن. یعنی اون لحظه که به قول شما حالا یه مخالف جمهوری اسلامی اعدام میشه، همه میگن نه چرا اعدام میشه، ولی یک لحظه که احساسی میشن دیگه هیچ چیزی به ذهنشون نمیرسه، فقط این خشونت هست میاد تو ذهنشون که این مادر باید تیکه تیکه بشه چون بچه‌شو کشته. و این خشونت متاسفانه در ذهن و جون ما نشسته. من خودم اصلا وقتی گفت خوندم مطلب اول مثل این گهر زده بودم تو سرم، حالا من ناراحت بشم این اسید پاشیدن، خوشحال بشم اسید پاشیدن، چرا باید چنین اتفاقی بیفته؟ جمهوری اسلامی چرا باید جامعه ای رو درست کنه که یک مادر شرایطی براش به وجود بیاد که بچه 3 سالش رو بکشه و یک مرد بیاد اسید بپاشه رو صورت زنش؟ و متاسفانه تا قوانین درست مثل آلمان، یا باید قوانین به شدت درست و منطقی باشه و اعمال بشه، یا باید آموزش انقدر خوب نهادینه بشه که مردم واقعا به این درک برسن که ما نقص هر دو رو داریم، یعنی در هر دو در ایران بسیار ضعیفه، آموزش ما بسیار ضعیفه، قوانین ما بسیار ضعیف و به راحتی شما میتونید در جمهوری اسلامی با پول رشوه بدید و کار گناه کاری که کردید ازش در برید. و تا این دو تا نقص وجود داره فکر نمی‌کنم چیز مناسبی ما پیدا کنیم، چون جمهوری اسلامی تا وقتی هم هست نمیذاریم دو تا درست بشن. این تا جمهوری اسلامی نره ما این داستانو داریم، چه حتی اگه حالا بیاد خودش قانون اعدام هم لغو کنه. الان مگه ندید نوکشان مسیحی بهائی‌ها رو نمیکشن تو اعدام، مجبورشون میکنن خودکشی کنن، میگن خودکشی کرده، یا یه دارویی بهشون میدن چیزی تو یه جور دیگه سر به نیستشون میکنن. یعنی حتی اونجا هم که اعدامو برداشتن مثلا میگن دیگه آقا ما نوکش دینی رو اعدام نمیکنیم، یه دوره دیگه سر به نیستش میکنن، توهین به مقدسات کرده، میرن تو زندان 3 سال زندان براش میبرن، تو همون زندان میکشنش. نمونه های بارزش رو تو این چند سال دیدیم و خوندیم، شنیدیم که این کارا رو کردن. در تمام یکی در شهر خود من عراق بود که سال 96 کس بعد یک بند خدا رو گرفتن و تو زندان زیر شکنجه مرد، گفتن معتاد بوده خودکشی کرد. خیلی راحت آقای بکنم وحید مرادی بود اسمشون. و
و تا وقتی جمهوری اسلامی هست این داستانا رو ما داریم، حتی اگر بیان حکم اعدام ظاهری بردارن ولی در کارهایی که میکنن با این ترویج خشونت در جامعه متاسفانه مشکلات عدیده‌ای برای ایران من میبینم. مایک رها میکنم. ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی. متشکرم. جناب آقای تقی‌پور بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و سایر دوستان که صحبت کردند و نظرشون رو گفتن. ببینید تقریبا حدود 8-9 سال پیش یا 10 سال پیش بود قانون مدافعان حقوق بشر یک طرحی رو خانم نرگس محمدی، آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم شیرین عبادی و آقای محمد سیف‌زاده یه طرحی رو گذاشتن به نام لگام، یعنی لغو گام به گام اعدام، به نام لگام. اینها رو اومدن بازداشت کردن ارگان‌های امنیتی ایران. در دوران بازجویی اینها رو، یعنی اگر پرونده اینها رسانه‌ای نمی‌شد و به سمت سازمان‌های به قول ما رو بین‌المللی مدافع حقوق بشر نمی‌رفت، چه بسا برای اینها اعدام، خود اینها اعدام می‌دادن. چرا که در مراحل بازجویی اینها رو متهم کرده بودن به اینکه شما دارید با حکم خدا مقابله می‌کنید، شما مخالف خدا هستین، شما دارین کفر به خداوند می‌ورزید. ببینید، یعنی اینها مدافعان حقوق بشری بودن و مدافعان حقوق بشری هستند که مخالف اعدام بودن، مخالف این بودن که آقا هیچ انسانی نباید کشته بشه. ولی بازجویان ارگان‌های امنیتی مثل وزارت اطلاعات، چون پروندهشون دست وزارت اطلاعات بود، اینها رو در دوران بازجویی گفته بودن شما خودتون محارب هستیم، یعنی وقتی که مخالفت میکنید با اعدام، یعنی فردی هستید که با حکم خدایی، با حکم خداوند دارید مقابله میکنید و هر کسی که با خداوند مقابله میکنه هو یعنی محاربه و محاربم باید اعدام بشه و اگر هم اعدام نشه 10 سال باید زندان میکشه. ببینید این چه نگاه و چه دیدی بود که این برمیگرده به یک ایدئولوژی خاص. حالا در جامعهمون ما اگر بخوایم بیایم نگاه بکنیم، من تجربه خودم رو میگم، از حدود تقریبا 3 هفته قبل که با پدر یک فردی که پسرش کشته شده بود به واسطه یک فرد دیگه‌ای که الان اون فرد در زندان رجایی شهر کرج هست و در صورتی که این پدر و به عنوان ولی عدم رضایت بده که بچهش کشته شده، اون فرد قاتل از اعدام رهایی پیدا میکنه. وقتی که من خودم با اون آقا، با اون پدر اون آقا صحبت کردم برای اینکه ببینم رضایت میشه ازش گرفت چی میگه، ببینید یک جمله‌ای که این آقا گفت اصلا من خوشگم زد. برگشت گفت من لذت میبرم اگر ببینم این داره اون بالا دست و پا میزنه، لذت میبرم و جشن میگیرم. و رفتم دادگاه به مسئولان اجرای احکام و مسئولان زندانم تاکید کردم که باید حکم این اجرا بشه. خب ببینید این نگاه از چی میاد؟ این نگاه از این ضعف به قول معروف تفکر و نگرش میاد، از این که از کشته شدن یک انسان شما به چی میخواید برسید. که من هم صادقانه به اون آقا گفتم، گفتم خب به فرض این که شما بگیر الان این آقا اعدام شد، آیا فرزند شما، پسر شما زنده میشه؟ گفت نه. گفتم خب پسر شما هیچ وقت زنده نمیشه، روحش شاد. هدف من هم از صحبت کردن با شما این نیست که بخوام تایید بکنم کار اون آقا رو، کار اون آقا 100% اشتباه بوده، اما خون رو با خون نمیشورن. بعد برگشت گفتش که این حکمیه که خود حقیه که خدا به هم داده، دینم به هم داده، مذهبم به هم داده، شریعت به من داده، قانونم به من داده. که من باز هم بهش گفتم، گفتم خب همون شریعتی که شما میگی این حق رو بهت داده، اون شریعت همون بخشش هم بهت داده، چرا نمیبخشید؟ الان با کشته شدن این آقا جز این نیست که خون دیگه ای ریخته میشه، جون یه انسان دیگه گرفته میشه. و در کل ببینید صحبتم رو جمع میکنم، در جامعه ما هنوزم که هنوز درست خیلی ها دید و نگاهشون روی بحث اعدام تغییر کرده و اون بحث رضایت رو میدن و میگذرن تمام،
ولی خب یک سری افراد هم هنوزم که هنوزه روی بحث اون خونخواهی هستن، روی بحث جان گرفتن طرف هستن و این بر میگرده به ساختار کشور ما و دیدگاه عقیدتی ما، چرا که اگر الان قانونی در کشور ما بیاد که بگن آقا اعدام تهدید عنوانی دیگه اصلا نباشه، همین نمایندگان مجلس، نمایندگان تندروی مجلس افرادی هستن که آیه از قرآن و اینور و اونور بر میدارن میارن که این قرآن اینو گفته، این آیه اونو گفته، این آیه بمدانو گفته، شما دارید با حکم خدا مقابله میکنید، پس نباید این کار رو بکنید. البته این رو من به شما بگم، در زمان شاه هم اعدام بوده، اینجوری نیست که بگیم فقط در زمان جمهوری اسلامی هست، قبل از انقلاب 57 هم اعدام بوده، اعدام در ایران تاریخ داره، اینجوری نیست که بعد از انقلاب 57 بگیم اعدام بوده. بعد از انقلاب 57 بسیار زیاد شد تعدادش، که اعدام های دهه 60 و به مرور زمان هم که الان هم داریم که البته الان هم که داریم میبینیم به نسبت 5 سال 6 سال قبل مقدار و تعداد اعدام های سالیانه در ایران بسیار کاهش پیدا کرده، چون اعدام های عقیدتی بسیار کاهش پیدا کرده و بیشتر اعدام ها روی بحث مواد مخدر هست و جرایم قتل هم. سپاسگزارم. مایک آزاد. سپاسگزارم جناب آقای تقی‌پور، متشکرم. بله همونجور که شما فرمودید تو عرایض قبلی منم گفتم، بهش اشاره کردم که یه بخشی از جامعه دیگه مثل قبل به این فکر نمی کنن که اعدام حق، اعدام باید انجام بشه. خیلی از افراد توی جامعه همون این دیدگاه عوض شده، ولی این که خب 100% نیست قاطعا هستن کسایی توی جامعه همون که هنوز دیدگاه و نگرشون دیدگاه سنتی و قدیمیه و هنوز به این فکر میکنن که اعدام حق منه، چیزی که هم دولت داره ازش حمایت میکنه و همین که اسلام و شرع این حق رو به من داده و من حق دارم که از این حقم استفاده بکنم. هستن همچین افرادی، ولی نسبت رو من دارم در نظر میگیرم، به نظر من این نسبت تغییر کرده. شاید در گذشته، حالا نخوام درصد بگم، ولی تعداد خیلی زیادی این دیدگاهشون عوض شده و شاید بشه گفت الان اکثریت جامعهمون دیگه با این دید به اعدام و کشتن انسان ها نگاه نمی کنن و قرار نیست که یک شبه این تغییر بکنه و یک شبه بشه 100%. قاعدتا سالیان سال زمان میبره و کم کم شاید با امید اون روزی که دیگه هیچ کس واقعا اصلا نخواد از همچین حقی استفاده بکنه که اصلا بخوایم قانون عوض بکنه، در رابطه با قصاص، نه در رابطه با بقیه جرایم. سرکا خانم ترابی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت دوستان، خسته نباشید. من هم نظر دوستان رو تایید میکنم، مخالف اعدام هستم. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران اسمش روشه به خاطر اسلام، به خاطر البته این اسلامی که من میگم، اسلام خیلی از کشورها مسلمان هستن. من دوستانی دارم اهل کوزوو هستن، به فرض بهشون میگم که خب شما دین شیعه هستین یا سنی؟ میگه شیعه چیه سنی چیه؟ میگم خب محمد رو میشناسین، ما فقط خدا رو میشناسیم. اسلامی که توی ایران تعریف شده با تمام دنیا فرق داره. حالا من نمیدونم واقعا اسلامی که توی ایران هست همون اسلام محمدیه یا اسلامی که کشورهای دیگه دارن یه دیدگاه دیگه است، یه چیز دیگه است، ولی ریشه اصلی اعدام ها و تمام مشکلات توی ایران همون اسلامه. ریشه تمام مشکلات توی ایران اسلامیه که شیعه است، اسلام شیعه است. و همونطور که شما گفتین، دوستان عزیز گفتن، اینها انتقام جویی ریشه در اسلام داره. این که مثلا بخوان مخالفان خودشون رو بکشن، بخوان کسایی که مخالف اسلام هستن بکشن، خب این ریشه در اسلام داره. اسلام گفته که تمام مخالفان اسلام رو بکشین، اونایی که مانند اسلام هستن، اونایی که از دین خارج شدن بکشین، اونایی که فحشا کردن بکشین، اونایی که نمیدونم همجنسگرا هستن بکشین. خب این ریشه در اسلام داره، باید اسلام عوض بشه، دیدگاه مردم نسبت به این سیستم باید عوض بشه، ریشه در اسلامه. این نظر من. ممنونم که مایک رو مالید. سپاسگزارم خانم ترابی، متشکرم. سرکار خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام، صدای منو داریم؟ بله
بفرمایید. سلام و عرض درود به همه عزیزان. خیلی ممنون که مارکو در اختیار من قرار دادین. خواستم اینو بگم که اعدام کلن به نظر من اشتباه و یه نوع ترویج خشونته. در حکومت اسلامی با اعدام های در ملأ عام دارن اینو نشون میدن، دارن اینو به مردم نشون میدن که خشونت بهشون نشون میدن، نشون میدن که چطور میشه جون یه انسانو گرفت و این یه نوع ترویج خشونته. و اعدام خیلی وقت پیش، از خیلی وقت پیش وجود داشته. اعدامو برای کسایی انجام میدادن که هیچ وقت قادر نبودن که به جامعه برگردن و هیچ بازگشتی برای اونها وجود نداشته. برای من این سواله که چرا بچه های زیر 14 سال کشته میشن و یه بچه به سن 14 سالگی یعنی هیچ بازگشتی برایش وجود نداره به جامعه، یعنی هیچ آموزشی نمیتونه ببینه که به جامعه برگرده و این برای من خیلی جای سواله. و به نظر من جمهوری اسلامی اومده با کشتن مردم و اعدام اومده که این مشکل و این دردی که جامعه داره رو یه مرهم موقت گذاشته که تا یک مدت و یه مقطع زمانی خاصی این مرهم مؤثر و جوابگو هست، بعد از اون این اصلا برای جامعه جوابگو نیست و مشکل رو حل نمی‌کنه. به جای این که بیان مشکل اصلی جامعه رو حل بکنن، میان صورت مسئله رو پاک میکنن و همینطور که هست میان با خون، خونی که ریخته شده با یه خون دیگه میخوان تمیزش بکنن و این اصلا قشنگ نیست و اصلا انسانی نیست و خوب نیست. ما در حکومت اسلامی به دلیل های مختلفی مردم رو میکشن. یکی از این دلایل اعدامای سیاسی هستش. کسایی که میان کجروی میکنن حالا از نظر جمهوری اسلامی و میان عقیده و نظر خودشونو به عنوان یک فعال سیاسی بیان میکنن، اینها رو میان از جامعه به عنوان یک هنجار در نظر میگیرن و اونا رو با اعدام از جامعه پاک میکنن به عنوان یک هنجار و این اصلا درست نیست که یک جان یک انسان رو به خاطر یه سری مسائل بگیره. شاید که باید یه قانون و یه تدبیر درست برای این مشکلات دیده بشه در حکومت. خیلی ممنون که مارک رو در اختیار من قرار دادیم. سپاسگزارم خانم ولی‌زاده. متشکرم. جناب آقای کریمی بفرمایید، میشنویم شما رو. درود بر شما و همه عزیزان. خیلی ممنونم. عرض کنم خدمتتون که منم مخالفت خودم رو با اعدام اعلام میکنم و این چطور میتونم بگم که اعدام خشنترین، غیر انسانی ترین و توهین آمیزترین کیفری هستش که حق حیات رو به قول معروف از انسان سلب می‌کنه. نحوه اعدام به هر شکلی باشه، از صندلی الکتریکی تا دار زدن و خفه کردن با گاز و حالا به قول معروف سنگسار کردن یا تیربار کردن یا حتی تزریق که این اواخر شاهدش بودیم. آقای مهدی صالحی از بازداشت شدگان سال 96 براشون اتفاق افتاد، به اشتباه براشون آمپولی زدن که رفت توی اقامه و بعدش هم دیگه نتونست برگرد. و بعد البته توی جمهوری اسلامی ما از این موارد زیاد داریم، ولی در همه حال مجازات خشونتباری هستش که جایی در نظام قضایی مدرن نداره. با این وجود هنوز توی ایران و توی چندین کشوری که ما حالا میشناسیم اجرا میشه. بسیاری از دولت ها هم اعدامو به این استدلال توجیه میکنن که
این مجازات در برابر جرم و جنایت تأثیر بازدارنده‌ای داره، ولی هرگز اثبات نشده. به نظر من این مجازات نشانه فرهنگی خشونت زده هستش، نه برای درمان. به قول معروف ما سال گذشته هم حدود 300 نفر اعدامی داشتیم، حدود 100 نفرشون هنوز حکم اعدام دارن، 4 تا کودک مجرم اعدام شدن، کودک مجرم اعدام شدن و که از هر دو بابت رتبه اول ایران داره. و تازه این آمار 80 این آمار چیز 88% اعدامی‌ها رو رسانه‌ای نمی‌کنه. ما به قول معروف از این وحشیگری‌های حکومت جمهوری اسلامی زیاد دیدیم. حتی حالا بخوایم خارج از بحث اعدام بشیم، با 2 موشک 176 تا انسان بیگناه تو آسمان پرور میکنن و تو 3 روز بیش از 1500 تا جوان بی‌سلاح و معترض به 3 برابر شدن قیمت بنزین رو میکشن. طی سالهای 67 هم که بیش از این دهه 67 بیش از 30,000 تا از جوانای مملکتمون رو اعدام کرد. خیلی ممنونم از اینکه این وقت به من دادید. سپاسگزارم جناب آقای کریمی. متشکرم. سرکار خانم کریمزاده بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت دوستان و همکاران، خسته نباشید. منم یه گوشه کوچیک میخواستم صحبت کنم در مورد اعدام. از نظر من فعال حقوق بشر، اعدام یک عمل غیر انسانی و خشونت زا هستش و باعث ترویج خشونت تو جامعه میشه و ممکنه که افراد بیگناه و به کشتن افراد بیگناه منجر بشه. من یه آماری میدم، در سال 2017 159 زندانی منتظر اعدام بر اثر پیدا شدن مدرک از مجازات اعدام رهانیده شدن، که این مطلب نشون میده که همین زندانیان بیگناه ممکن بود که اعدام بشن. من خواستم این مسئله رو بگم که نه تنها باعث ترویج خشونت میشه، ممکنه که تو این وسط افراد بیگناه خونشون ریخته بشه و این حق حیاتی که خدا بهشون داده توسط انسان گرفته بشه و این اصلا غیر انسانیه که حق حیات یه انسان دیگر رو بخوایم بگیریم. و از نظر من 100% مخالف این کار غیر انسانی هستم. ممنونم که مایکو در اختیارم گذاشت. سپاسگزارم سرکار خانم کریمزاده. من در واقع برای حسن ختام یه سوالی هم میخواستم از جناب آقای شفایی بپرسم. قبلش یه سلامی عرض میکنم خدمتشون و حالا خدای شفایی دست بلند کردم، من سوء استفاده میکنم، سوالم هم میپرسم برای آقای شفایی. در رابطه با الان حکم اعدام داریم صحبت میکنیم، ما همه فعال حقوق بشر هستیم و داریم راهکار در واقع ارائه میدیم برای این کار دیگه. سوال من الان اینه، ما الان به عنوان فعال حقوق بشر خب همه 100% مخالفیم با این سلب حق حیات، حالا به هر نحوی کشتن انسان باش مخالفیم. الان ما نمیتونیم قانون عوض بکنیم در حال حاضر، یعنی دستمون بسته است، واقعا نمیتونیم، همچین قدرتی الان نداریم. به عنوان فعال حقوق بشر ما الان چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ چه کاری الان میتونیم، چه راه حلی میتونیم پیشنهاد بدیم تا حداقل بتونیم شاهد کمتر در واقع شاهد صدور همچین احکامی توی کشورمون باشیم؟ جناب آقای شفایی بفرمایید، میشنویم شما. مرسی. من سلام میکنم، خوشحالم توی جلسه‌تون بحثتون هستم. عرض کنم که در مورد این مطلبی شما سوال کردید، فقط آگاهی جامعه است دیگه، فقط جامعه باید آگاه بشه. وقتی جامعه آگاه شد عملا خودش جلوی اعدام رو میگیره، کسی که شاکیه دیگه نمیخواد اعدام بشه و این در واقع راه حل قضیه است. یعنی فقط آگاهی، آگاهی، آگاهی. خب برای رسیدن به آگاهی باید تلاش کرد، یعنی بایستی ما تلاش بکنیم، همکاران ما، کسانی که علاقمندن به حقوق بشر یا حقوق اجتماعی یا فعال مدنی هستن، ضرورت داره که تبلیغ کنن راجع به اینکه اعدام نه و
دلایل میخواد، باید هم دلایل آورد دیگه. مثلا دوستی الان مطرح کرد که این گفتن که جز قوانین اسلامی ماست، جز قوانین شرعی ماست. من میخوام بگم که نه، اصلا جز قوانین شرعی نیست. شما اگر کتابهای دینی، مذهبی، مقدس این کتابهای ببینید، توی اون ما میبینیم که آقای قابیل زده برادرش هابیل رو کشته و هیچ قصاصی هم نشد. این یعنی از این واضح تر که نداریم که دیگه. حالا من که اصلا اعتقادی ندارم به این داستان ها، ولی در همین داستان ها، در همین کتاب های مقدس عملا و رسما اعلام کرده قابیل را اعدام نکردن. و به همین دلیل هم الان در حدود 30 سالیه یک گروهی تشکیل شده به اسم قابیل را اعدام نکنید. الان در دنیا دارن کار میکنن برای حذف اعدام. یکی از این از دیدگاه مذهبی، من میخوام بگم مطلق نیست، اما ما چون مطالعه نمیکنیم و اگر هم مطالعه میکنیم فقط روخونی میکنیم، فکر نمیکنیم، به همین دلیل است. پس دوستانی که میشنون کسی برمیگرده میگه آقا این حکم قصاص، حکم خداست، برید به کتاب مقدس مراجعه کنید. در کتاب های نه که فقط مقدس من بگم مسیح، در کلیه کتاب ها هیچ کجا نیاورده، برای اینکه یه داستان مشابه دارن همشون دیگه، که آدم، حوا و بعد از اون هابیل و قابیل و بعدش هم کشتن قابیل و کشتن هابیل توسط قابیل و خلاص. یه کسی نه اعدام کرد نه بعد دیگه، والا تنها کاری که کردن آقای قابیل گشتنش کرد، گفتن تو آدم بدی هستی. بعد ابوالبشر یه اسم ایس یه همچین اسمی داره که در واقع اون اومده و دنیا ما حاصل نتیجه اون آدم هستیم، اون پسر اون دیگه هستیم. حالا من وارد این قضیه نمیشم، ولی برید مطالعه کنید که اصلا قصاص وجود نداره. این یک. و این فقط و فقط ساخته ذهن جماعتیه که دلشون میخواد خودشون مدیریت مردم رو انجام بدن. اما یه چیزی که مهمه، دوستان قشنگ گفتن، اعدام حاصل و ترویج دهنده خشونته. یعنی وقتی اعدام وجود داره نشون میده که خشونت هست و باعث استمرار خشونته. یعنی حاصل اعدام خشونته و خود خشونت حاصل نتیجه اعدام هست. یعنی این اعدام یک چرخی خشونتی رو داره ایجاد میکنه، یعنی ذهنها رو خراب میکنه برای اینکه اعدام، بعد وقتی اعدام هم میان علنی میکنن یعنی بیشتر بترسید. حالا این ستا رو به خاطر اینکه یک راننده ای که یک افسری رو کشته بود، به خاطر اون با چاقو کشته بود که راننده باج میگرفته ازش و از این کارا، اصلا به ما ارتباطی نداره، ولی این اعدام ها برای ترسوندن بیشتره، چون یک ماموری رو کشته یا یک اقدامی کرده علیه یه مامور، حکم به اصطلاح اعدام علنی کردن، که البته کشتن فرقی نمی کنه، فقط اون علنی بودنش وادار میکنه انسانهایی که میان تماشا میکنن به آشنا شدن به خشونت و از در واقع دیدن مردن دیگران. به نظر من یه همچین قضیه ای هست. و یکی از مسائلی که خیلی مهمه و دوستان ما باید تلاش بکنن آگاه کنن، اعدام تنها مجازاتیه که قابل برگشت نیست، غیر قابل برگشت. خانومی مطرح کردن که یه آماری هم دادن سال 2017 که تعدادی حکم صادر شده بود و قبل از اجرا مدارک پیدا شده و این حکم ها شکسته شد. خب ببینید، اگر اینا اعدام شده بودن دیگه قابل برگشت نبود. اینه که این آگاهی ها رو ما بایستی بدیم، تحت تأثیر این جملات قرار نگیریم که اگر یه نفر بیاد 30 نفر رو بکشه، پدرتو بکشه، مادرتو بکشه، حالا چی؟ اینا رو باید بذاریم پس از ذهنمون کنار و بیایم فکر کنیم، بگیم آقا بالاترین حکمی که به عنوان مجازات میخواست صادر بشه 20 سال زندان، 25 سال زندان، 15 سال زندان،
اگر این حکم رو ما یاد بگیریم که این بالاترین جریمه هست، در هر شرایطی خواهان اون بالاترین جریمه هم باشیم، اینه دیگه. ولی وقتی اعدام رو میذارن، خب ما هرس داریم دیگه، فامیلمون رو کشته، چهار تا آدم کشته، یک حساسیت ایجاد کرده، آقا بکشید. ولی اگر اون زندان رو تعریف بکنن به نوعی که مثلا حالا زندان‌هایی رو تعیین کنن که البته طبیعیه در زندان‌ها آموزش خواهد بود، یاد باید بدن، نه زندان‌هایی که مثل جمهوری اسلامی، زندان‌هایی باید باشه که توش روانشناس بره، روانکاو بره و بتونه با آدمایی که جرم‌های سنگین نشون دادن و کارهای خیلی سنگین کردن باشون صحبت بکنه، ببینه اشکالشون چیه. ولی با اعدام که مشکلی حل نمیشه. من راه حل رو در این میبینم که ما آگاه کنیم و بتونیم با آگاه کردن جامعه بتونیم در واقع ذهنها رو باز کنیم که خواهان اعدام نباشن. این محصل صحبت منه. من البته یه بار صحبت مفصلی هم تو آکادمی کردیم راجع به اصلا خود اعدام و کنوانسیون هایی که در واقع راجع به اعدام صحبت شده، خیلی مفصل، ولی من کوتاه گفتم اینا رو عرض کنم که در واقع راه حل چیست. در واقع راه حل اینه که ما روش کار بکنیم، ذهنمون هم آلوده نکنیم به اینکه خب اگه داداشتو کش چی. نه، اول ذهنمون رو آزاد کنیم که بالاترین جرم در واقع، بالاترین مجازات در واقع 10-15-20-25 سال زندان، حالا مثلا با چون روزی 10 دفعه دویدن یا بره اعمال کار با شاقه، نمیدونم بره نمیدونم جاده بسازه، بره چیکار بکنه، اینا دیگه. ولی کشتن رو در واقع باید حذف کنیم. وقتی کشتن رو حذف کردیم، یه بخشی از خشونت جامعه رو ما حل کردیم. اصلا مهم نیست که جرم چیه. مرسی، سپاسگزارم جناب آقای شفایی، متشکرم از شما. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. ممنون از وقت مجددی که به من دادید. در ادامه صحبت استاد عزیزم جناب شفایی، واقعیت همونطور که جناب شفایی عرض کردند، خب به اعدام از ابتدا اگر قرار به اعدام بود و حکم خداوند بود که انجام میشد، ولی مهم اینه که در اسلام ما همچین چیزی رو نمیبینیم. اسلام مخالف سرسخت کلام خداونده و خود خداونده، جایی که ما حتی کلام خداوند رو قبول نداره و به خاطر قدرت و به دست آوردن قدرت میاد کلام رو و اون چیزهایی رو که درش هست رو به نفع خودش برمیگردونه و حکمرانی رو مبنی بر این صادر میکنه، قوانینی صادر میکنه، قوانین اسلامی که دست خودش رو باز میذاره و دست مردم رو میبنده که بتونه از اونها استفاده کنه و اونها رو مستعمره خودش کنه. در اصل الان کشورهایی مثل عراق و مثل افغانستان، طالبانی که الان اومده متاسفانه، اینا کشورهایی هستند که مبناشون مانند ایران بر مبنای حکومت اسلامی گذاشته شده و اینها اسلام حکم و رکن اصلی قدرت در رأس حکومت و اونجاست که قوانین نشأت میگیره و قوانین که حاصلش میشه این مشکلات و این خشم و خشونتی که امروز ما در جامعه داریم، نه تو بحث میگم ایران، در اون کشورهای که حکومت اسلامی دارن داریم میبینیم این بحث خشم رو، همی که روزی برسه که این خشم و نفرت از میان مردم بره. ممنون از وقتی که دادید. سپاسگزارم از شما جناب آقای لطفی و تشکر میکنم از همه دوستان عزیز. بله جناب آقای شفایی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. ببخشید من یه جمله رو بگم. اولا من اصلا دین ندارم، یعنی اصلا راحت، خب نه اون کلام خدا رو قبول دارم، نه اون گیچ کلام خدا رو، هیچ کدوم از کلمات خدا رو قبول ندارم، چون باورم چیزی دیگه است. اما یه موضوع دارم، اگر که بناس ما در هر جلسه بشنویم که آره اسلام دین خیلی ناجوریه و خیلی پدر در میاره، من یه مقداری احساساتی میشم، میگم یعنی مسیحیت پدر در نیاورده؟
آقا دوره انگیزاسیون 700 سال کلیسا پدر در آورده، همه رو یادمون رفته. خواهش میکنم موقعی که داریم تعریف میکنیم از قضیه‌ای استدلال قشنگتری بکنیم. اینه که بگیم کلام خدا اینو گفته، شما اگر پای کلام خدا یا کتاب مقدس بخواید بشینید هزاران جمله پس و پیش توش پیدا میکنید. چرا؟ چون حاصل اندیشه های انسان هاست. نمیخوام وارد این بحث ها بشم چون جاش هم اینجا نیست، ولی من چون دارم میبینم مثلا دوستان جلسه گذاشتن برای آزادی بیان، بعد میگن اسلام پدر در آورده. خب ببخشید مسیحیت پدر در نیورده، اونم در آورده. اصلا وقتی یه جایی ایدئولوژی وقتی حاکم میشه، این ایدئولوژی پدر در میاره. اصلا مهم نیست این ایدئولوژی چی میخواد باشه، میتونه زرتشتی باشه، میتونه چه میدونم مسیحی باشه، میتونه سنی باشه، میتونه بهایی باشه، میتونه انواع ادیان و انواع اندیشه های دیگه، حتی کمونیسم باشه. چون ایدئولوژیه، وقتی ایدئولوژی میاد یعنی یه بخشی باید ساکت بشن. پس بیایم نگاهامون و نوع گفتارمون رو ترمیم کنیم. مثلا شما مثال زدید صحبت قبلیتون، چون روح ما خداوند به ما جان داده. خب من باورم این نیست که خداوند به من جان داده، ولی من باورم اینه که این جان من حاصل خوابیدن پدر و مادر من با هم است و من به دنیا آمدم. اصلا مهم نیست چجوری، کی منو درست کرده، کجا آمدم، چی میدونم، یه روزی هم باید برم، خب میرم. بقیهش داستانه، داستانیه که نه من دیدم، نه تو دیدی، نه کسی دیده. فقط صحبتهایی که منتقل شده، که متاسفانه این صحبتهایی که منتقل شده به من و شما ها، یه بخشیش منافع هست برای مردم. مثلا اگر طرف کلیسا وا کرده، خب منافع کلیساشو نگاه میکنه. طرف مسجد زده، همین کار. طرف نمیدونم خاخامه، طرف نمیدونم موقع، طرف هر کدوم اینا برای خودشون یک فضایی ایجاد کردن که منافع خودشونو ببرن و بابت همون هم داستانهایی رو مطرح میکنن. اینه که من خواهشم البته برای این جلسه و دیگر جلسات، دوستان اگر میخوان به یک مثلا آزادی بیان اندیشه اعتراض بکنن، بگن، مثالای دیگر هم بزنن. یعنی فقط نگن کشورهای اسلامی پدر در آوردن. کشورهای اسلامی تازه قدرت گرفتن، زمانی که کلیسا قدرت داشت که خب پدر در آورد. همونطوری که زرتشتیان در زمان ساسانیان پدر در آوردن. ببینید اینا رو اصلا بخوایم نگاه بکنیم، همین حقایقه. یا خود چه میدونم تو همین کتاب مقدس توی یهودیان نوشته شده که خداوند دستور داده برید این شهر بغلی آدمای عوضی هستن، برید بکشید پدرشون در برید در قسمت پادشاهان. آقای تعویضی احتمالاً بهتر بلدن یا خود شما، که برید این یه منطقه این بر هست، اینا از من اطاعت نمیکنن، آدمای خیلی بدی هستن، اجازه میدم به شما از صبح طلوع آفتاب تا غروب آفتاب برید همه‌شون رو بکشید. و اینا هم به دستور حمله میکنن و خداوند یا یهوه یهو میبینه که یه عده‌ای هنوز زندن، به آفتاب دستور میده آقا غروب نکن، به ما هم میگه طلوع نکن، بذار بقیه رو بکشه. خب این تو کتاب مقدسه، نخوندید برید بخونید. ببینید بیایم نگاهامون رو ترتمیزتر کنیم، یعنی وارد نریم تو اون تعصبه. وقتی وارد اون تعصبه میشیم چشامون بسته میشه دیگه، یعنی از مسلمونیم تمه دینا رو کج میبینیم، نمیدونم بهایی هستیم بقیه رو یه وری میبینیم، نمیدونم سنی هستیم اون یکی رو یه جور دیگه میبینیم، مسیحی هستیم بقیه رو یه شکل دیگه. نکنیم این کارو، بیایم به خودمون فکر کنیم و بیایم نگاهمون رو ترمیم کنیم، ذهنمون رو ترمیم کنیم. چون ما قرار آگاهی بدیم، قرار نیست که ما با تعصبمون آگاهی بدیم. با تعصب آگاهی داده نخواهد شد. مرسی، ببخشید
من حاشیه رفتم، عذرخواهی میکنم از جلسه، ولی حیفم اومد که این بحث رو نکنم، چون 4-5 جلسه است دارم میشنوم که دوستان اومدن هی میگن اسلام الکت بلکت. اسلام هر کاری کرده خود ماها کردیم، یعنی من و تو و همه ماها، هر کدوم که اومدیم خودمون این بلا رو سر خودمون آوردیم و داریم این کارا رو میکنیم. مرسی، سپاسگزارم از شما جناب آقای شفایی عزیز، متشکرم. تشکر میکنم از همه دوستان و همراهان عزیزی که تا این لحظه توی جلسه حضور داشتن، عزیزانی که در بحث آزادمون شرکت کردن و سخنرانان عزیزمون، از همه تشکر میکنم و دوستان و همکارانی که در برگزاری جلسه به ما کمک کردن و به ما همکاری کردن، منشی جلسه خانم شهلا شاهسونی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای احسان احمدی خواه و آقای پویا حسابی، ادمین ها آقای لطفی، آقای کچویان و جناب آقای سبزی. سپاسگزاری میکنم از همه دوستان عزیز، تشکر میکنم و ختم جلسه رو در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. سپاس از همه.